به نام خدا، سلام و شب خیر عرض میکنم حضور همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، دوستان برنامه 90. همه ما کاملا متاثر هستیم از اتفاق بسیار تلخی که در استان کرمانشاه رخ داد، زلزله مهیبی که با گستردگی خیلی زیاد واقعا همه ما رو متاثر کرد. عکس‌ها خودشون کاملا گویا هستند و نشان دهنده عمق فاجعه در استان کرمانشاه. بدونند مردم عزیز استان کرمانشاه، کردهای عزیز که تمام ایران در کنارشون هستند، با تمام وجود باشون اظهار همدردی میکنیم و فقط میتونیم از خدا بخوایم که به اونا صبر بده، با عزیزانی که خانواده‌هاشون از دست دادند، و خواهش کنیم که تمام مسئولان دست به دست هم بدن، با مردم همه دست به دست هم بدن، این فاجعه عظیمی که رخ داده رو با کمک هم دیگه بتونیم حداقل تسلای خاطری باشیم برای مردم آسیب دیده استان کرمانشاه، شهر سرپل زها و خیلی از شهرهای استان کرمانشاه و روستاهایی که شدیداً آسیب دیدن. سرما سر اونجا، شما در نظر بگیرید الان وسط خیابون هستن، همه عزیزانشون از دست دادن. واقعا وحشتناک، اصلا اون زجه های اون مادر پدرایی که عکسشون اومده بود بیرون، آدم میبینه اصلا، ما از دور آدم میبینه از خود بی خود میشه، چه برسه اون عزیزانی که از نزدیک دارن عمق این فاجعه رو احساس میکنه. حالا در ادامه برنامه با استاندار کرمانشاه صحبت خواهیم کرد، ببینیم وضعیت به چه ترتیب هست، چه اقداماتی انجام شده و چه کمک های مردم نیاز دارن. من فهم میکنم حالا همه ما، حالا غیر از اظهار همدردی، غیر از اینکه همه چه میدونم پروفایلاشون رو مشکی کنن، آیا نمیدونم جملات خوب و قشنگ میگن، قطعا این جملات خیلی کمک میکنه، خیلی تسلی خاطر اون خانواده ها خواهد بود، ولی اقدام عملیاتی هم فهم میکنم همه ما میتونیم انجام بدیم و کمک کنیم که این حداقل تحمل این درد و این فاجعه برای عزیزان هموطن ما، کردهای عزیز و دوست داشتنی استان کرمانشاه و بقیه شهرها و استانهایی که آسیب دیدند، قابل تحمل باشه. بازم تسلیت میگیم به خانواده این عزیزان. بریم سوال پیام کوتاه ببینیم، بعد با جناب بازوند استاندار کرمانشاه در این زمینه صحبت میکنیم. کدام یک از تیم‌های سیده یک جام جهانی 2018 را برای همگروهی با تیم ملی ایران ترجیح می‌دهید؟ 1 آرژانتین، 2 آلمان، 3 برزیل، 4 بلژیک، 5 پرتغال، 6 روسیه، 7 فرانسه، 8 لهستان. عدد گزینه مورد نظر رو به شماره 23090 پیامک یا از طریق اپلیکیشن 90 انتخاب کنید. بله، بچه دارن تماس میگیرن با جناب بازوند استاندار محترم کرمانشاه که صحبتی باشون بکنیم این آخرین وضعیت اونجا به چه ترتیب. من حالا قبل از اینکه ارتباط برقرار چون گوشیشون بر نمیذارن، اینقدر شلوغ بلوغ هست، حقم دارن، خیلی به حال جلسات مختلف، الان جلسه ستاد بحران گفتن امشب دارند و دارن همه جوانب رو بررسی میکنن که این قضیه حل و فصل بشه. من دوباره سوال پیام کوتاهمون بگم که ما از امشب شروع می‌کنیم تیمای سی دی 1 رو، تیمای درجه اولی که از 1 تا 8 رده بندی شدن. شما بگید با کدوم یکی تیم‌ها دوست دارید همگروه بشه. ما ترجیحتون اینه که ما گزینه یک ما آرژانتین، گزینه دوم آلمان، 3 برزیل، 4 بلژیک، پرتغال، 5 روسیه، 6 فرانسه، 7 و لهستان 8 هست. دوست دارید با کدوم تیم همگروه بشیم؟ بعد واسه تیمای سید 2 می‌ذاریم و بعدم سید 4 رو می‌ذاریم تا زمانی که به قرعه کشی جام جهانی برسیم. حالا اینکه غیر از اینکه هر هفته جوایز خاص خودشی داره که 10 تا جایزه 1 میلیون تومانی بین همه هم قرعه کشی انجام میشه و کسانی هم که مرتب شرکت کنن 80% مسابقات ما رو در این فصل همراه ما باشن هم در واقع حضور در جام جهانی جایزشون هست که 10 نفر به جام جهانی روسیه هم میفرستیم همراه تیم ملی فوتبال کشور. غیر از اینا، بعد از اینکه گروه ما مشخص شد در قرعه کشی 10 آذر، ما یه سری جایزه میذاریم واسه کسانی که قشنگ گروه ما رو درست حد زده باشن. به هر حال اون تعدادش بچه‌ها رصد میکنن، پیدا میکنن، اون کسانی که دقیقاً گروه ما رو درست گفته باشن یه جایزه دیگه اون موقع بهشون میده. ولی این هفته و از این هفته شما بگید که دوستای مثلا تیمای سی دی 1 کدوم تیم در گروه ما قرار بگیره که تیمای خوبی هم هستن. انصافا تیمای سی دی 1 اگه بخوام خیلی آسون بیفته، مثلا باید بین نمیشم گفت خیلی روسیه، حالا چون میزبان هست، لهستان یه ذره، یا بقیه همشون اذیتمون میکنن دیگه. هر جا آدم نگاه میکنه آرژانتین آدم بگه، آلمان رو بگه، برزیل رو بگه، بلژیک رو بگه، پرتغال رو بگه، فرانسه رو بگه، کدوم رو بگه؟
شاید خیلی دوست داشته باشم مثلا یه بار بازی کردم با برزیل در جام جهانی تجربه کنم، براشون جذاب باشه، یعنی نه فقط نتیجه گرفتن براشون مهم باشه. و آقای باز من گفتم مثل دقیقه دیگر میتونن صحبت کنند، ما بریم آنچه که در برنامه امشب خواهیم دید رو با هم ببینیم، بعد برمیگردیم من درباره گزینه‌های سوال پنج کوتاه یه بار دیگه براتون پخش میکنم، بعد درباره گزینه‌های پنج کوتاه توضیح خدمتتون عرض میکنم. مرور پلی‌آف دراماتیک تیم ملی مقابل ایرلند، افسوس در دوبلین و اشک در تهران. یحیی سکوت کرد و اشک ریخت. این باخت‌ترین برد تیم ملی بود. بررسی ماجرای حذف عجیب تیم ملی جوانان و بخش‌های ویژه راجع به جادوگری در فوتبال ایران. یه چیز جدید هم به این فوتبال ایران اضافه شد به نام اسم مادراتون هم باید بگین، دقیق به ما بگین. گیر جلوته یا بیا منو ببینی یا گیر بیردار به شما بگی اونو بخونی. کدام یک از تیم‌های سیده‌ای که جام جهانی 2018 را برای همگروهی با تیم ملی ایران ترجیح می‌دهید؟ یک آرژانتین، دو آلمان، سه برزیل، چهار بلژیک، پنج پرتغال، شش روسیه، هفت فرانسه، هشت لهستان. عدد گزینه مورد نظر رو به شماره 23090 پیامک یا از طریق اپلیکیشن 90 انتخاب کنید. بله، ما با آقای بازوند تماس خواهیم گرفت. بچه دارن تلاش میکنن جلسه ستاد بحرانشون یه چند دقیقه صحبت بکنن، چون واقعا خیلی مهمه که مردم بدونن میخوان کمک کنن چیکار بکنن، راهکار چیه، به چه طریقی، چه اقلامی هستن نیاز داره. امروز ما با مدیر کل محترم روابط عمومی سازمان انتقال خون صحبت میکردم. خیلی تشکر داشت از مردم، چون دیشب اعلام کردن که گروه خونی او منفی نیاز هست. اینقدر مردم عزیز رفته بودن امروز و خون داده بودن تکمیل شده، یعنی نیازی الان به گروه خونی خاصی نیست. فقط گفتن دوستان عزیزمون در سازمان انتقال خون، گفتم تشکر بکنید از مردم عزیز. این که حس کنم مردم عزیز استان کرمانشاه که مردم همه در کنارشون هستن، قطعا کمک میکنه که راحت‌تر این درد و این مصیبت رو تحمل کنم. مطمئن باشید که همه مردم ایران در کنار شما هستند و باستون اظهار همدردی میکنیم همه. حالا با یه بازبند هم صحبت کردیم، بیشتر توضیح میدن که وضعیت به چه تردیو چه کمک هایی نیاز دارن، که اگه شما که همیشه در این مواقع ثابت کردی اصلا فرقی نمی کنه کرد و ترک و اینه، همه در کنار هم هستیم، همه ما ایران عزیز هستیم و انشاءالله در کنار هم دست به دست هم کمک کنیم به مردم عزیز استان کرمانشاه که این مصیبت بزرگ رو بتونن تحمل کنن، بار غمشون حداقل کمتر کنیم. سوال پنج کوتاه دیدیم، ما تیمای سی دی 1 رو گذاشتیم، 8 تیم هستن. تیم آرژانتین مکم یه پوینت اگه درست خیلی درشته، رتبه در ردبندی فیفاشون 4 هست. ما کلا دو بار بازی کردیم باهاشون، یه بار باهاشون مساوی کردیم، یه بارم که تو جام جهانی باهاشون بازی کردیم، اون گل مسی دقیقه آخر هممون رو عصبانی کرد در لحظات پایانی. فاتح دو دوره جام جهانی تیم آرژانتین. گزینه یک ما آرژانتین است. گزینه دو آلمان است. دوستان شما با آلمان بیافتید و مانوئل نویر و دوستان در ردبندی فیفا تیم اول هستند. ما کلا باهاشون دو بار بازی کردیم که هر دو بار تیم آلمان تونسته ما رو شکست بده. گزینه سه ما به ترتیب الفا تیم برزیل هست، دوم فیفا، نیمار و دوستانش یه بار ایران برده، یه بار مساوی کردیم و یه بارم برزیل برده. فاتح 5 دوره جام جهانی و تیمی که همه میترسن باش بازی کنن، ولی همه براشون جذابه که با برزیل همگروه بشن. تیم بعدی تیم پرتغال است، تیم سوم رده بندی، آقای رونالدو و دوستان، که ما دو بار باشون بازی کرد، دوباره هم باختیم، بارم تو جام جهانی باشون بازی کردیم. گزینه بعدی ما، حالا بعد دوستان زیرنویس هم میکنن سوال پیام کوتاه، گزینه بعدی ما بلژیک هست که پنجم در رده بندی فیفا و دوستانمون ما در برابر تیم بلژیک فکر کنم بازی نکردیم هستم. آکیم فیف و تیم روسیه، تیم 65 همین چند وقت پیش باشون بازی کردیم، خوب هم باشون بازی کردیم، یه برد ایران، یه مساوی و روسیه نبرده. بارو شاید حالا درست میزبان هستن روسیه، اگه بخوایم برنده به شانس صعود داشته باشیم شاید روسیه گزینه بهتر باشه، قطعا از برزیل و آرژانتین که بهتر هست. من خودم خیلی دوست دارم ببینم مردم دوست دارن با تیم قوی بازی کنن یا نه با تیم ضعیف، تیم یعنی رو کاغذ ضعیف تر بازی کنن.
تیم فرانسه تیم هفتم رده بندی فیفا که ما کلا یه بار باشون بازی کردیم که فرانسه تونسته ما رو شکست بده، فاته یک دور جام جهانی بوده تیم ملی فرانسه. بعد تیم بعدی تیم لهستان هست، تیم ششم رده بندی فیفا که ما سه بار باشون بازی کردیم، هر سه بار هم بهشون باختیم. شاید روی کاغذ خیلی قوی به نظر نرسن ولی واقعا تیم خوبیه تیم لهستان. این گزینه های 1 تا 8 ما هستن که بچه براتون زیرنویس هم میکنند و ما با این تیم ها بازی خواهیم کرد. یه اتفاق تلخ دیگه جامعه فوتبال ما رو مکدر کرد، یکی از بهترین بازیکنان فوتبال ما که همه از بازیشون تعریف میکنم، اما متاسفانه سعادت نداشت که فیلم بازیشون رو زیاد ببینیم. اکبرخان افتخاری بودند که چند وقت دچار مشکل بودن، بیمار بودن و بالاخره جان به جان آفرین تسلیم کردن. خانواده بسیار عزیز و دوست داشتنی و محترمی داره، یه سری قول‌های قبلا به این خانواده داده شده بود سر حالا مسائلی که بهشون کمک بشه اینا، مسی که هنوز بهشون عمل نشده، از جمله که مسکن واسه این خونه تهیه بشه و سایر مسائل. خواهش می‌کنم از مسئولین عزیز که به حال اینا جزو مفاخر فوتبال مملکت بودن بدون تردید و زندگی بود که از طریق زحمت کشی هم پیش می‌برد. افتخاری ببینیم این بخشی راجع به اکبر افتخاری عزیز که یادش همیشه زنده خواهد ماند. برای اکبرخان افتخاری، برای اکبر افتخاری هر دنده رنج تازه‌ای بود و هر بوق صدای پشت پا خورده‌ای برای گوش ناشنوای شهر. تو رویاش هنوز جوان بود و از روی نقطه کورنر دروازه برمه رو باز می‌کرد. حقیقت تصویرشو پشت رول تاکسی همون پیکان سفید و نارنجی نشونمون میداد. مهم نبود که این اواخر مثل همسن و سالاش اطراف فوتبال دیده نمیشد. مهم نبود که مرزهای دنیا براش به تخت بیماری خلاصه شده بود. برای ما اکبر افتخاری هنوز رو زمینای کمچمن و پرخاک فوتبال ایران با امتداد سیبیلا و قوس برگردونا قاب تماشاگر رو میدزدید. هنوز گوشه چپ مهار نشدنی فوتبالمون بود و به تیم منتخب آسیا دعوت میشد. راننده تاکسی قلمرو فراموشکارا از جنوب به تهران اومد. تو لباس دارایی ثابت کرد که یه فوتبالیست کم نظیره. برای استقلال، عقاب، پرسپولیس و تیم ملی درخشید. تو عصر بدون سلفی، سوژه فریمای ناب بود. مرد اول دریبلای دیدنی و فانتزی باز بزرگ دوران خاکستری. وقتی اسم خیابونای پایتخت و رسم دنیا عوض شد، اکبر افتخاری سهمی از زرق و برق فوتبال نداشت. کوه زندگی روشونه هاش بود و به جنگیدن ادامه میداد. سلام، من اکبر افتخاری هستم، بچه ماهشهر، عضو اسبق تیم ملی فوتبال ایران. پاییز 96 فصل وداع ابدی با ستاره‌ای بود که خاطره و غرور رو به عنوان میراث به جا گذاشت. مردی که دوباره به یاد اون آورد آینه چراغ خاموشی نیست، که چراغا راحت میشن و خاموش نه. غریب است که از ما اثری باقی نیست، جام بشکسته و می ریخته و ساقی نیست. اینا ساقیان عشق و معرفت و ایمان بودن، اینا کسانی بودن که تاریخ زرین رو نوشتن. پدر من مظلوم رفت، پدر من خیلی مظلوم رفتش. امیدوارم از حالا به بعد هم دوره‌ی بابام، پهلوانای این مملکت، پیشکسوتای این مملکت، واقعا اون چیزی که در شأنشون هستش رعایت بشه براشون. غریب از دنیا نرم، چون کم زحمت برای این مملکت نکشیدم، کم زحمت نکشیدم.
کدام یک از تیم‌های سیدیه که جام جهانی 2018 را برای همگروهی با تیم ملی ایران ترجیح می‌دهید؟ 1 آرژانتین، 2 آلمان، 3 برزیل، 4 بلژیک، 5 پرتغال، 6 روسیه، 7 فرانسه، 8 لهستان. عدد گزینه مورد نظر رو به شماره 23090 پیامک یا از طریق اپلیکیشن 90 انتخاب کنید. بله، 10 تا جایزه 1 میلیون تومانی به شرکت کنندگان در مسابقه پیامکی تقدیم خواهیم کرد. 10 تا سفر به جام جهانی روسیه هم ویژه کسانی است که در 80% از نظرسنجی برنامه 90 شرکت بکنند. حالا بخش مختلف برنامه رو روی کانال اطلاع رسانی برنامه میتونید ملاحظه کنید. امشب من توصیه میکنم حتما بیننده برنامه ما باشید. اون بحث جادو و جادوگری و اینا فهم میکنم آیتم های برنامه تکان دهنده است و کاملا بحث برانگیز. اگه فرصت دارید حتما بیننده برنامه امشب ما باشید. ما فهم میکنم بعد از اینکه بحث تیم ملی رفتیم با آقای بازوند هم صحبت کردیم، استاندار محترم کرمانشاه، خواهیم رفت سمت این قضیه و تا پایان خواهیم موند در اون. بریم دو تا بازی دوستانه تیم ملی فوتبال کشور ما انجام داد، در برابر پاناما، در برابر ونزوئلا. دو تا بازی که ما بردیم. ما حالا دوستان، من بازم بعد از اینکه این آیتم پخش کردیم 12 دقیقه است برای سوال پیام کوتاه، چون خودم خیلی دوستان میدم مردم دوستان آقا ما واقعا با برزیل بازی کنیم، با نیمار بازی کنیم، با مسی بازی کنیم، با نویر بازی کنیم، و یا واقعا دوست دارم مثلا جام بریم با روسیه بازی کنیم، شانس بردن داشته باشیم، شانس صعود از گروهمون رو داشته باشیم. ما پرسیدیم از تیم‌های سید 1 از بین 8 تیم کدوم تیم شما دوست ترجیح میدید که ما باهاش هم گروه باشیم. بریم دو تا بازی دوستان ایران پاناما و ایران ونزوئلا رو با هم ببینیم. برمیگردیم. شکوه و ریشه‌دار خصوصیت‌های مشترک ما با شهر گراتسه، شهری که ریشه‌اش به دوران نوسنگی برمی‌گرده. این هفته میزبان تیمی بود که دوباره قدرت اول قاره کهن شده، تیمی که آماده میشه تا برای اولین بار ماجراجویی‌هاش رو از سطح قاره فراتر ببره و به جایی بلندتر از سقف کوتاه آسیا فکر کنه. واسه یه چنین تیمی گراتس تاریخی و با شکوه بهترین جا برای آرامش و تمرین رویاهای بلند پروازانهی بود که کم کم باید تبدیل به هدف بازیکنهای تیم ملی بشن. پاناما حریف بزرگی واسه تیم ملی نبود. مثل همه ی حریفای دو سال اخیر، اونا هم تو رنکینگ فیفا جایگاهی پایین‌تر از ایران داشتن. اما تمرین بازی کردن با تیمی از فلسفه فوتبال آمریکا امتحان سختی واسه بازیکنای ایران محسوب شد. قرار گرفتن سامان قدوس تو پست وینگر چپ نشون داد دست کیروش این بار بازتر از همیشه است. تارمی تو دوران محرومیت آماده مونده، جهانبخش تو اوجه، کاپتان دژاگه کم نقص بازی میکنه و امیری و ترابی منتظر یه فرصتن تا به ترکیب اصلی برسن. گلزن‌ترین لژیونر این فصل ایران خوب بلده چطور حریف رو به اشتباه بندازه. بودافون پاناما فرصت برای استایفا رو دید، حالا باید تو چه میکنه ببینیم نظر داور چیه. نقطه پنالتی رو نشان میده، پنالتی برای تیم ایران با خطایی که این بازی کنه. این کالوف وارگاس بار تکل شد. دقیقه 15 پنالتی برای تیم ایران، دژاگه و تیم دروازه توپ درست از وسط دروازه میزنه. کاپیتان که هنوز تیم باشگاهی نداره اولین گل فصلش رو با پیرن تیم ملی زد.
بله سامان قدوس یه بار دیگر کپ میکنه، پاس رو دروازه، یه فرصتی دیگه برای تیم ایران. سامان قدوس رو میگیره. اضافه شدن قدوس ایران رو بیش از قبل به روسیه امیدوار میکنه. انجام ترکیب اصلیش در جام جهانی چه خواهد بود؟ قدوس یه حرکت خوبو شروع کردن. انصاری فقط قدوس میتونه گل باشه. بله توی دروازه. یه گل تاکتیکی و خوب از تیم ایران. یه گل تماشایی از تیم هجومی ایران. نتیجه رو 2-0 میکنن بچه‌ها. و دو گل و دو پاس گل آمار انصاری فرد تو دو بازی آخرش با پیراهن تیم ملیه. در میدان هم با نچه دو بر صفر پیش افتاده. دوباره دژاگه کنترل میکنه و خودش میگیره. تارمی کنارشه. دژاگه حرکت میکنه. خوب توپو میندازه. فرصت برای انصاری فرد ایجاد میشه. موقعیت برای ایران. یه فرصت عالی. کریم چقدر خوب کار کرد با تو. کوپر. دیویس. کوپر. چشمی هر جای محوطه جریمه میتونه پنالتی بده. دوباره یک دو برای کوپر، فرصت هست، تو سر توپ میزنه، فرصت ایجاد میکنه، اونجا به نظر داور، این بار پنالتی برای پاناما میگیره. دوست داره اینگار پنالتی گرفتن این داور. افک دفاعی عالی استقلال تبدیل به یه مدافع وسط نگران کننده شده. ببینیم پنالتی رو چجوری میزنه. گابریل تورست پشت توپه. او در صعود تیم پاناما به جام جهانی مؤثر بوده، ضربه رو میزنه و توی دروازه جا میگیره. آخرین کسی که نتونسته پنالتیش به بیرانوند رو گل کنه تارمیه. در میدان حالا بعد از این تعویض‌های ایران چگونه خواهد بود؟ فرصت است. اولین حرکت برای بازیکن تیم پاناما، همون بازیکن اسماعیل حرکت میکنه، فرصت میسازه و ضربه کوپر که از کنار دروازه به بیرون میره. دوباره یه پاس به کنار، یه پاس به جلو، فرصت برای پاناما. رضاییان و سردار رو می‌بینید. برای کریمی. حالا رضاییان که سانترای خوبی هم داره. میده برای سردار آزمون. سردار حرکت می‌کنه. هنوزم پا به توپ، یه دریبل دیگه هم می‌زنه. به بیرون، فرصت برای تیم ایران. یه ضربه خوب به تیم یک، فرصت عالی برای تیم ایران. ضربه سری که میتونه حتی به گل تبدیل بشه. داور نگاه میکنه به ساعتش و تمام. کیروش قبل از جام جهانی آمریکای مرکزی رو هم به لیست قاره‌هایی که حداقل یک تیمشون رو شکست داده اضافه کرد. پاناما با ترکیب نصف و نیمه حریف بزرگی برای ایران نبود، اما تیم ملی نمایش بزرگی جلوی اونا داشت. نمایش تیمی که هنوز هیچکس نمیتونه ترکیبش واسه جام جهانی رو حدس بزنه و حداقل دو تا تیم کامل رو به مسکو میفرسته. فکر کنم همه بچه‌ها آماده هستن و همه، چه من چه همه بازیکن‌ها، همه آماده هستن و همه شرط خوبی رو دارن برای بازی کردن و اینکه مثمر ثمر باشن برای تیم ملی. امیدوارم که هر کی که هست، هر کی که جام جهانی، تو جام جهانی حضور داره بازی میکنه، برای کشورمون موثر باشه و در آخر اسم کشورمون تو جام جهانی بدرخشه. مهمترین مسئله این هست. بازی خوبی بود، یه معکی بود واسه بچه‌ها و اینکه با تیم فیزیکی بتونیم خودمون رو محک بزنیم و فکر می‌کنم خیلی عملکرد خوبی داشتیم. میگم هر بازی قطعا میتونه بهمون کمک کنه و تو این مسیری که داریم برای آمادگی جام جهانی. بازی با پاناما هم بازی خوبی بود، خدا رو شکر تونستیم بازی رو ببریم. هم از نظر اعتماد به نفس، هم شرایط تیمی میتونه خیلی بهمون کمک کنه. بعد از اجرای ارکستر هماهنگ تو اتریش، تیم ملی به هلند سفر کرد. ولی با سابقه سه بار فینالیست شدن، این بار تو جام جهانی نیست و ما به عنوان یکی از اولین تیمای حاضر به اونجا صعود کردیم.
بلند یادآور خاطرات خوبی برای ملی پوشای ایرانه، جایی که گوچی توش ستاره شد و جهان بخش به سطح اول اروپا رسید. مقصد تیم ملی هم نایمخن، شهری بود که همه با جهان بخش اسمش رو یاد گرفتیم و بارها تکرار کردیم. دومین بازی با ونزوئلا فرصت امتحان یه ترکیب و بازیکنای متفاوت بود. رقابت لیست طولانی مدعیای آماده که فقط 23 تاشون فرصت حضور تو جام جهانی رو پیدا کردن. نیمکت نشینی آزمون از روسیه به تیم ملی منتقل شد. واسه یک دست سفید رنگ به تن کردن، اینجا تو لو میره در اختیار بازیکن‌های کشورمون جهان بخش. خاطرات خوشی داره از این ورزشگاه، یک ارسال تماشایی و نزدیک بود که بوچان نجات دروازه ونزوئلا رو باز بکنه، اما هافکای ونزوئلا صاحب توپ میشن، همین خطر رو ایجاد میکنه، در محوطه جریمه توپ در دستان بیرانوند قرار میگیره. سه جلال بهتر از شماره یک تیم ملی میدونه که کی کجا باید جاگیری کنه. در محوطه جریمه بیرانوند، توپ سرگردان، چه جوری توپ رو در آورد سه جلال در غیاب بیرانوند با قدرت تاکتیکی بالا. سانت مواج، فرصت برای گلزنی، فرصتی دیگر در 43 دقیقه بازی. یک ضربه سر تو پاس کجا در آورد دروازه‌بان حریف. کلکسیون خاطرات خوب جهان بخش از نایمخن با یه گل ملی کامل شد. یه پاس خوب، فرار وحید امیری، همه کار میتونه بکنه اینجا، یه پاس رو به جلو، حالا تک به تک و توی دروازه. یه حرکت عالی از وحید امیری. بهترین خصوصیت امیری نه همه یه داشته‌هاش که نداشتن ذره خودخواهیه و اینجا کارو تمام میکنه. دقت بیشتری داشته باشین در ساختار دفاعی. یه پاس اشتباه از ایمانی و ضربه ی از راه دور، واکنش خوب مظاهری. سوتلدو با پای چپ پشت دفاع سردار آزمون، باید دیگه اینجا کار یه جوری تمام بکنه با پای چپ. احسان هاشتفی اونجا توپو گرفت، کاوه رضایی میچرخه با پای چپ برای سردار آزمون، میره تک به تک بشه سردار آزمون، همونجا باید ضربه رو بزنه، میزنه برمیگرده، اشاره میکنه که عقب نشینیم. یک نسل طلایی برای فوتبال پرتغال رو راه اندازی کرد. در این لحظه ضربه عالی از بازیکنهای ما و واکنش کنتریراس. هرچی جام جهانی نزدیکتر میشه، تیم کیروش سطح توقعات رو بالاتر میبره. آمار تیم ملی از 10 آخرش به 70% پیروزی رسیده و دیگه بازی کردن با سبک فوتبال و قاره‌های مختلف استرسی برای بازیکن‌های ایران نداره. شاید وقتش رسیده تیم ملی به بردهای بزرگتر فکر کنه، جلوی تیمایی که دیگه اسمشون زانوی کسی رو نمی‌لرزونه. کدام یک از تیم‌های سیده یک جام جهانی 2018 را برای همگروهی با تیم ملی ایران ترجیح می‌دهید؟ 1 آرژانتین، 2 آلمان، 3 برزیل، 4 بلژیک، 5 پرتغال، 6 روسیه، 7 فرانسه، 8 لهستان. عدد گزینه مورد نظر را به شماره 23090 پیامک یا از طریق اپلیکیشن 90 انتخاب کنید. یه بخش ادامه هم داره که مسابقه بازیکنان هست که در ادامه برنامه تقدیم حضورتون خواهیم کرد. همون چیزی که قول دادین الان ارتباطتون با جناب آقای بازوند استاندار محترم کرمانشاه برقرار. سلام آقای بازوند عزیز، تسلیت میگم، حادثه تلخی که در استان شما رخ داده، در خدمتتون هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و همکارانتون و همچنین کلیه بینندگان عزیز و همچنین عرض تسلیت خدمت خانواده این عزیزان
جان باختگان این زایه بسیار بزرگ در رابطه با بحث زلزله‌ای که در غرب کشور رخ داد. در خدمتتون هستم. برای بازم اول برنامه شما تو جلسه شورای تامین بودید. صحبت شد که اینجا واقعا همدردی رو ما رو ابلاغ بفرمایید به تمام مردم کرمانشاه، همه عزیزانی که در این حادثه عزیزانشون از دست دادن، خونه و زندگی و کاشانه خودشون از دست دادن، واقعا خیلی تلخ و ناراحت کننده بود. و بدونن مردم عزیز استان کرمانشاه که همه ایران در کنارشون هستن، همراهشون هستن، با غم اونها اونها هم غمگین شدند و تمام تلاشمون رو همه میکنیم که یه کاری کنیم که تسلی خاطر این عزیزان باشه. آیه بازدم بفرمایید که حالا تعداد جان باختگان فکر کنم رفت بالای 400 نفر متاسفانه و حالا شاید آمار نمیدونم بره بالاتر یا نه، یه آخرین وضعیت رو میفهمید به چه ترتیب هست؟ من عرض کنم خدمت شما، خب البته عذرخواهی میکنم، من صدام هم گرفته شده تو این حالا 24 ساعته. عرض کنم خدمت شما، میدونید که یه پیش لرزه ما داشتیم 4.9 ریشتر. بله. و بعد از اون پیش لرزه مردم خیلی خونه هاشون رو ترک کردن و بعد زلزله اصلی رخ داد با یه مقیاس بسیار بزرگی که شاید در تاریخ غرب کشور یک زلزله نادری بود به نوعی و این بزرگایی که داشت، ولی به هر حال منجر به این شد که متاسفانه تا این لحظه 407 نفر به هر حال به رحمت ایزدی پیوستن و حدود 6800 نفر هم مجروح شدند و مصدوم شدند. از طرفی در واقع خسارت مالی و خسارت به واحدهای مسکونی خیلی خیلی زیاد است، به نحوی که 1930 روستا رو بالاخره تحت تاثیر خودش قرار داد این زلزله و حدود 7 تا از شهرستان‌های استان که امروز هم وزیر کشور از طرف آقای رئیس جمهور تشریف آوردن، انصافا مقامات عالی کشور همه توجه ویژه‌ای داشتن، مقام معظم رهبری پیام بسیار بسیار ارزشمندی رو صادر فرمودن، ریاست محترم جمهور چندین بار تلفن با خود بنده صحبت کرد، معاون اول محترم رئیس جمهور چندین بار تلفنی، وزیر کشور حضور پیدا کرد، وزیر بهداشت حضور پیدا کرد، وزیر رئیس قوه قضاییه، رئیس قوه مقننه، هر دو با خود بنده تلفنی صحبت داشتن. از این باب تشکر میکنم، تشکر بزرگتری از همدردی که ملت عزیز داشتن که من صمیمانه تقدیر و تشکر میکنم. جناب آقای فردوسی پور، مثل خود شما انصافا مردم تماس میگرفتن، تقاضا میکردن که ما چه کمک میتونیم بکنیم و به هر حال کمک های فراوانی داشتن که بنده جای تقدیر و تشکر از جناب عالی دارم که توی این مباحث اجتماعی همیشه پیش قدم هستید. بی نهایت ممنون هستیم و از همه مردم عزیزمون به هر حال هر کمک هایی هم که داشته باشن از طریق حلال عمر، این یک نوع همدردی است، یک نوع به هر حال همدردی با همستانی های خودشون هستن. سپاسگزار از لطف شما هستیم که این برنامه هم جناب عالی بزرگوارانه گذاشتین که بالاخره این موضوع مطرح بشه. آیه بازبند عزیز، ما امروز من حالا قبل از اینکه ارتباطمون برقرار بشه با جناب عالی صحبت کردم که در مورد در واقع اهدای خون که اوی منفی نیاز بود و اینقدر امروز مردم عزیز رفتن و خون دادن که مثل که نیازا تامین شده. اقلامی که شما فکر میکنید اونجا الان میتونه به مردم کمک کنه؟ چون فکر کنم بهترین راه اینه که مردم مثلا کسی پتو، مثلا نمیدونم پتو، آب آشامیدنی، این اقلامی که واقعا فکر میکنید مردم میتونه خیلی سریع در کوتاه مدت برسونن تو سرما اذیت نشن، این میفهمه چه اقلامی بیشتر نیاز هست؟ بله. که مردم بیان کمک کنن. بله بله، با عنایت به این که خود جناب عالی میدونی اونجا این مکان هنوز دارای پس لرزه هایی هست. بله. خب طبیعتا وقتی این پس لرزه ها شکل میگیره مردم نگران میشن و اینکه نگران میشن مجبور میشن بیان بیرون از خونه ها اسکان پیدا کنن. فصل سرما هم هست، بالاخره نیازمند پتو هستن، نیازمند امکانات دیگه ای هستن، نیازمند چادر هستن که البته این حلال احمر داره تدارک میبینه
و کاراش هلال احمر داره انجام میده. آب بسته بندی بالاخره مناسب هست اگر بتونن کمک کنن در این رابطه. این اقلام آقای باز و این اقلام برسونن به هلال احمر اونجا میرسونن؟ بله بله، اینجا در فرودگاه یک ستادی هست در فرودگاه که نماینده مدیریت بحران تو فرودگاه مستقره. هرچه از طریق فرودگاه بیاد اونجا تحویل میشه. در غیر این صورت اگر بخواد از سیستم حمل و نقل زمینی هم بیاد به هلال احمر و ستاد بحران معرفی میشن. اونجا یک نفر مسئول هست که این کارها رو انجام میده و بلا فاصله میره توی این مناطق، این 7 شهرستان توزیع میشه. من فکرم سریع‌ترین راهی که کمک رو برسه به دست آنها همینه. مثلا شما پس فرمودید پتو، چادر و آب آشامیدنی مهمترین نیازهای مردم عزیز استان کرمانشاه است که انشالله الله مردم واقعا با تمام وجودش این کار رو میکنن. خیلی سریع مطمئن هستن این میرسه دیگه به دست عزیزانی که اونجا هستن. خیلی من فقط باز من این فاصله بین این پیشلرزه و زلزله اصلی چند دقیقه یا ثانیه بوده؟ چقدر بوده فاصله؟ میدونی فکر میکنم حدود نزدیک به 7-8 دقیقه بیشتر فاصله. آیا یه پیشلرزه اومده 7-8 دقیقه اون کسایی که رفتن بیرون؟ حالا واقعا هوشیاری مردم بوده، لطف خداوند بوده تو این قضیه، خیلی کمک کرد. یه عکس هم الان اومد توی ورزشگاهی که تو کرمانشاه هست، اونجا چادر اومدن زدن و عزیزان توی زمین فوتبال خود شهر خود کرمانشاه این چادر زده بودن؟ آره یه عکسی الان، یه عکسی توی همه جا منتشر، توی ورزشگاه فوتبال دیگه فکر میکنم که چادر زدن، مردم رفتن اونجا اسکان. فکرم امروز هم که شاید که خبر ارتباط برقرار کرده بود، هلیکوپترهای هلال احمر میومدن در ورزشگاه، اصلا اونجا از این قضیه استفاده شده برای اینکه مردم اسکان پیدا کنن اونجا، چون خونه هاشون به حال نیست. من که امروز میدونی یک امداد هوایی بسیار قوی انجام شد، حدود 33 تا بالگرد کار امداد رسانی رو امروز انجام میداد. من تو سرپل زهاب بودم، محل فرود این بالگردها زمین فوتبال اونجا بود. بله بله. اقلام غذایی مثل کنسرو و اینا به درد میخوره مردم بفرستن؟ بله قطعا اگر کمک کنن. بله بله هیچ مشکلی. بس من کنسرو اضافه کنم، بعد اون عزیزان هموطنی که همیشه توی این مواقع هم نوعی خودشون نشون بدن، پتو، چادر، آب آشامیدنی و کنسرو اقلام مورد نیاز مردم عزیز هست. بله خورما هم میتونی اضافه کنیم. خورما هم اضافه میکنیم. خورما. حالا بعد اگه نکته چیز دیگه بود به بچه های ما بگید که انشالله که به اطلاع رسانی میکنیم. خیلی ممنون آقای بازوان عزیز. من میخواستم به هم استانی های خودمون هم بگم، به خصوص اینا که حادثه دیدن، ما در کنارشون هستیم، همه شهرستاناشون رو میریم بازدید میکنیم. امروز هم به اتفاق وزیر محترم کشور و وزیر محترم بهداشت خیلی از روستاها هم رفتیم بازدید کردیم و در کنارشون هستیم و تو غمشون هم شریک هستیم و انشالله امیدواریم که مشکلاتشون رو بتونیم زودتر برطرف کنیم. بله خیلی ممنون آقای بازوند، انشالله که خبرهای خوش از شما از این به بعد بشنویم. شبتون بخیر. شب شما بخیر. ما بخش مربوط به تیم ملی دو تا آنالیز بچه‌های تیم آنالیز ما تهیه کردن، یکی راجع به سبک جدید بازی تیم ملی که میره پرس از جلو انجام میده، سبک ریسکی که اخیراً تیم ملی ازش استفاده میکنه، و یکی هم در مورد دو بازیکنی که دارن اضافه میشن به در واقع جمع بازیکن اصلی تیم ملی که احمد عبداللهزاده است، یکم سامان قدوسی. یکی از این آنالیزا رو الان بچه‌ها پخش میکنن، بعد بخش بعدیشو در ادامه برنامه تقدیم حضورتون خواهیم کرد. یه بخش از آنالیز تیم ملی رو بچه‌ها آماده می‌کنم. من اول سوال پیام کوتاه خدمتتون عرض بکنم که ما پرسیدیم از تیم‌های سید یک جام جهانی ترجیح میدی با کدوم تیم ما همگروه باشیم. سوالم براتون زیرنویس میشه در بخش بعدی که اومدیم می‌بینیم نظر شما چیه، چون دیگه الان قرعه کشی هفته بعد بین همه انجام خواهیم داد، قرعه کشی مربوط به این مسابقه رو، ببینیم که شما ترجیح دادید با کدوم تیم در رقابت‌های جام جهانی همگروه باشید، که بخش بعدی با هم ببینیم این بخش رو بعد می‌گیریم. کدام یک از تیم‌های سید یک جام جهانی 2018 را برای همگروهی با تیم ملی ایران ترجیح می‌دهید؟ 1 آرژانتین، 2 آلمان، 3 برزیل، 4 بلژیک، 5 پرتغال، 6 روسیه، 7 فرانسه، 8 لهستان. عدد گزینه مورد نظر رو به شماره 23090 پیامک
یا از طریق اپلیکیشن 90 انتخاب کنید. تو این بخش نگاهی به عملکرد دو تا از بازیکنان تازه وارد تیم ملی میندازیم. ابتدا قدوس که تو این دو بازی نشون داد دلیل اضافه شدنش به تیم ملی چیه. او به واسطه پاسای با دقتی که ارسال میکنه، اضافه شدن دائمیش به بابت جریمه و جایگیری در فضاهای خالی بین مدافعان برای زدن ضربه نهایی و البته توانایی عبور از مدافعان در موقعیت‌های یک در برابر یک، اسلحه‌ای خطرناک در ضد حمله هاست. گفتیم بنای تیم ملی در فاز هجومی انتقال سریع تو بعد از بازپسگیری اونه که سامان این کارو در اسرع وقت و با بالاترین دقت انجام میده. این صحنه رو با هم ببینیم. ابتدا یک پاس تک ضرب از سامان و بعد از اون یک دریبل و ارسال، یک سانتر خوب با پای غیر تخصصی. این صحنه پنالتی ما جلوی پاناماست. سامان توپ رو قطع میکنه و سریعا کریم رو صاحب توپ میکنه. بعد خودش به فضای خالی داخل محوطه جریمه اضافه میشه تا کریم بتونه با کاتبک او رو صاحب توپ کنه و ضربه نهایی رو بزنه. این گل امشب ایران به ونزوئلا است که نتیجه سرعت عمل سامان در ارسال یک پاس در عمق دقیق و غافلگیر کننده است. با مرور گل سامان به پاناما در تصویر بعدی میبینیم که هر سه گل ایران تو این دو بازی مدیون سرعت انتقال بالای قدوس و مهارت او در ارسال پاس‌های در عمق تک ضربه. این هم گل سامان به پاناما است. ابتدا یه پاس تک ضرب به تحت فشار که استانداردهای تکنیکی بالای سامان رو نشون میده و بعد فرار سریع او به فضای خالی داخل محوطه جریمه و ضربه‌ای که باز هم با پای غیر تخصصی اما با مهارت تمام میزنه. قدوس با این سرعت، دقت و اثرگذاری بالا در فاز انتقال میتونه رفته رفته به مهره تعیین کننده ای در تیم ملی در فاز هجومی تبدیل بشه. اما قبل از اون نیاز داره مشارکت و سختگیریش در کارهای دفاعی رو بالاتر ببره و در قالب دفاعی تیم ملی بیشتر جا بیفته. غافلگیری بزرگ در ترکیب تیم ملی اما حضور گاه و بیگاه احمد عبدالله زاده است. هافبک 24 ساله فولاد که قرار بود همزمان با مرتضی پورعلی گنجی به ترکیب تیم ملی اضافه بشه، اما مسائل مربوط به خدمت سربازی و افت ناشی از اون فرایند حضور او در تیم ملی رو 3 سال عقب انداخت. حالا او داره با تداومش رفته رفته خودش رو به لیست نهایی مسافران روسیه نزدیکتر میکنه. این کارنامه درخشان عبدالله زاده تو بازی با پاناماست که او رو در کنار کریم انصاری فرد در صدر بهترین بازیکنان زمین جای میده. دقت پاس 89% اون هم در شرایطی که اولویت برای تیم کیروش سرعت بود و نه دقت. پیروزی در بیش از 2/3 نبردهای یک در مقابل یک که آماری خیره کننده است و 12 بار بازپسگیری توپ از پانامایی ها که حتما رضایت کیروش از عبدالله زاده رو به همراه داره. عبدالله زاده مشارکت مؤثری در کارهای دفاعی هم داره و پرسینگ رو با سختگیری قابل قبولی انجام میده. اینجا میتونید یه مثال دیگه از حضور پررنگ او در پرسینگ تیم ملی رو ببینید. انرژی و چابکی عبدالله زاده در فاز دفاعی باعث شده او آمار موفقی در تکل کردن و توپگیری از حریفان در نبردهای یک در مقابل یک داشته باشه. عبدالله زاده البته نیاز داره که این کیفیت دفاعی رو در دقایق بیشتری از بازی و خصوصا در حوالی محوطه جریمه خودی هم حفظ کنه. متاسفانه تو دقایقی از بازی به نظر میرسه او تمرکزش رو از دست داده. امتیاز ویژه ی عبدالله زاده اما که او رو به ترکیب تیم ملی نزدیک میکنه، تمایل فراوانش به ارسال پاسهای تک ضربه. مثل همین صحنه که از قبل تارمی رو در کانال راست دیده و یک پاس تک ضرب برای او میفرسته. اینجا هم چند تا مثال داریم که نشون میده او کار بازپسگیری توپ و انتقال تیم به فاز حمله رو با هم ترکیب کرده و تنها با یه ضربه این کار رو انجام میده. این ویژگی ذاتی عبدالله زاده هم توانایی او در حمایت از موج ابتدایی حمله ایران رو تضمین میکنه و هم ریتم حمله های تیم رو بالا میبره و سرعت انتقال توپ تیم ملی رو به استانداردهای بین المللی نزدیک میکنه. به همه اینها اگر توانایی او در بازی سازی و ارسال پاسهای خلاقانه رو اضافه کنیم، میبینیم که او در کنار چشمی و قدوس پرشانس‌ترین تازه واردهای تیم ملی برای حضور در روسیه هستند. کدام یک از تیم‌های سیده یک جام جهانی 2018 را برای همگروهی با تیم ملی ایران ترجیح می‌دهید؟ 1 آرژانتین، 2 آلمان، 3 برزیل، 4 بلژیک، 5 پرتغال، 6 روسیه، 7 فرانسه، 8 لهستان. عدد گزینه مورد نظر رو به شماره 23090 پیامک
یا از طریق اپلیکیشن 90 انتخاب کنید. ساعت 11:25 دقیقه شب است. ما میشه برنامه 10:40 دقیقه شروع شد. امشب بتونیم برنامه خوبی رو تقدیم حضورتون بکنیم. چند تا بخش راجع به تیم ملی داریم و بعدش میریم راجع به اون بحث عجیب و غریب راجع به جادو و جادوگری در فوتبال ما که متاسفانه سی دارن سوء استفاده میکنن و حالا در این زمینه به موقعش صحبت خواهیم کرد. 844,000 نفر تا الان شرکت کردن مسابقه پیامکی ما در شدی که بوده 40-45 دقیقه زمان برنامه گذشته. نظر الان ببینیم دیگه الان که الان معلوم میشه هفته بعد قرعه کشی بین همه انجام میدیم. این معلوم دوست دارند 27% دوست دارن ما با روسیه هم گروه باشیم، بعد 15% آرژانتین، 14.4% لهستان، 14.1 برزیل، بعد پرتغال، بعد آلمان، بلژیک، فرانسه هست همین کمتر. آخر هم میخوریم به فرانسه. فرانسه همین کمتر خواستم ما باشه هم گروه بشیم. چرا نمیدونم، چون فرانسه هم قوی. اگه میخواید قوی نباشه چرا آخره، اگه میخواید ضعیف باشه چرا باز آخره. روسیه رو گفتم، کاغذ گفتم از همه ضعیف‌تره و واقعا شاید دوست میزبان رقابت جامعه شاید واقعا اینجوری به نظر برسه. و بقیه هم که حالا آرژانتین شاید مسی رو دوست دارید باش بازی کنید، پرتغال هم پرتغال کجاست 8% رای آورده، بعد برزیل 14%. قرعه کشی بین همه انجام میدیم. یه بار دیگه بگم این سوال ما اینه که آقا دوست دارید با کدوم تیم گروه بشیم؟ هفته بعد میپرسیم دوست دارید با کدوم تیم سید دو هم گروه بشید، بعدش هم سید چهار، بعدش که قرعه کشی انجام شد روز جمعه در آذر ماه، اون موقع بین کسایی که واقعا گروه ما هم درست حد زده بشه اون یه جایزه جدا میده. اصلا اینو فعلا به اون ترتیب برید که دوست دارید با چه تیمی هم گروه بشید. بعدش موقع اگه تونستید واقعا تصادفا گروه ما هم درست حد زدید، در واقع اون یه جایزه دیگه خواهید داد. امشب بعد توصیه میکنم حتما بیرنده برنامه ما باشید. آیتم های جالب داریم تقدیم حضورتون خواهیم کرد. بریم یه بخش نوستالژی برنامه مون رو ببینید، برمیگردیم با هم صحبت میکنیم. این زن سهم منه، حق منه، عشق منه، من طرف نمیدم. مثل این جمله حمید هامون تو دادگاه معروفش، جام جهانی 2002 هم حق ما بود، سهم ما و عشق ما. مثل حمید هامون اما دستمون از این عشق کوتاه شد. یه وقته دیاز داد توی دروازه و توی دروازه، یه وقتش دو موقع بیستیم ایران و توی دروازه. تو اکثر بازی های محل گروهی خوب بودیم، جذاب، دلچسب، هجومی، ولی بعضی از قدم های حساس و تیم بلاژ اشتباه برداشت، باد موافق و گم کردیم. یکی از بهترین تیم ملی ها بود که تو تاریخ فوتبال ایران بود. پلی‌آف اولو مقتدرانه بردیم تا نوبت ایرلند شه. با علی کریمی، پاس عالی، جمشیدی و دیراک دروازه. یه بار دیگه واقعیت. تو عبدالله برمیگردونه، باقری یک سر دیگه رو توی دروازه. توی دروازه. به بیرون، موقعیت برای میناوند، سرضرب و محکم و توی دروازه. گل سوم هم حالا شکل می‌گیره. این چند دقیقه داستان دو مسابقه بزرگ تیم ملی با ایرلنده، روایت شکست تلخ و پیروزی تلختر. 10 نوامبر 2001، دوبلین، تو جهنم سبز دنبال دروازه بهشت بودیم، اما دوبلین انگار زبون رویاهای ما رو بلد نبود. این بار بلاژ اطمینان داشت که تو منوی شب قبل از بازی خبری از کشک بادمجون معروف نبوده. از اسم ایرلند نمی ترسیدیم، اما از سهلنگاری پسر بلاژ جلوی دروازه حریف چرا؟ شما خودتون میدین تیم ایرلند خیلی قوی بود، اکثر بازیکناش تو لیگ برتر انگلیس داشتن بازی میکردن، مخصوصا کاپیتانشون که کاپیتان منچستر بود، روی کینگ. همیشه ما مثلا با کانتونا اینا بازی میکرد، ما میدیدیم لذت میبردیم تو تلویزیون. تیم ملی پر از ستاره بود و هر ستاره نماینده گروهی از جامعه. علی دایی نماینده سخت کوشا، علی کریمی نماینده فانتزی بازا، علی نیکبخت نماینده خوشتیپا، کریم باقری نماینده مردای خانواده، مجاهد خضیرآبی نماینده پسرای با استعداد و پررویا. تو اولین دقایق بازی تحت تاثیر میزبان بودیم.
ایرلند حمله می‌کرد و ایران سنگر می‌گرفت. حامد کاویانپور یک توپ بلند برای کوین، حرکت عالی میرزاپور، فینال. بلند می‌فرسته به روی دروازه، باز هم میرزاپور این بار اشتباه می‌کنه. باز هم برای کوین، یه ضربه سر و گل محمدی است که توپ یه لحظه دور می‌کنه. متاسفانه یه پنالتی دادیم. زیاد طول نکشید که زمین خوردن رحمان یه پنالتی باد آورده رو تقدیم حریف کرد. فرد یه موقعیت در بازیکن ایرلند، یک توپ خطرناک، مک‌آتیر یک تکل خشن و پنالتی، یک تکل بی جهت. میرزاپور هم هر چقدر جلو اومد موفق به لمس توپ نشد. حالا هارت حرکت میکنه، زراش رو هم میزنه و توی دروازه. گل برای تیم ایرلند. ریباند رابی دومی ضربه بزرگ برای تیم بلاژ بود. دومین هوک قدرتمندانه برای تسلیم کردن ایران. حالا مک‌آتیر با داخل پای راست میزنه، یه فرصت دیگه برای بازیکن ایرلند. رابی کین و توی دروازه. خیلی وحشتناک بود. تو ایرلند بازی کردیم، جوش انگلیسی بود، استادیوم نزدیک بود تماشاگرا به زمین بازی، خیلی جو وحشتناکی داد. موقعی که یه شوت می‌زدن کل استادیوم بلند می‌شد. علی دایی پاس تاریخی صعود تکرار کرد. علی کریمی به قلب دفاع حریف زد، اما فقط چند قدم. همه تفاوتی بود که بین این کریمی و خداداد استرالیا وجود داشت. دایی یه پاس عمقی، موقعیت در بازیکن تیم ایران، علی کریمی تک به تک دروازه باز و عجب موقعیتی رو از دست داد علی کریمی. جادوگر انگار همه کار میکرد جز گل زدن. یه فرصت برای تیم ایران در محوطه جریمه، یک ضربه خطرناک از باقری. وقت تلف شده هم تموم شده و در این لحظه هم داور مسابقه شوت پایان این بازی رو به صدا در میاره. پنج روز بعد تو آزادی میزبان ایرلند بودیم. بازم بازی برگشت، خیلی امیدوار بودیم هممون که بتونیم بازی برگشت جبران کنیم. نتیجه مطلوب سکوهای لبریز آزادی روی یکی از بنرها نوشته شده بود: 3-0. این همه چیزی بود که از دنیا میخواستیم. موقعی که اومدیم تو استادیوم هیچ وقت یادم نمیره، من دیدم که یه پلاکارد خیلی بزرگ زدن: ایران 3 ایران 3. دوبار با ضربه سر به گل زدن نزدیک شدیم، اما باور بردن و صعود تو دل همه وجود داشت. اگه اون 3-4 تا موقعیت یه شلوغ میشد یه گل میزدیم، شرایط خیلی فرق میکرد. گفتم ولی نتونستیم به گل برسیم، بعضی وقتا نمیشدیم. سرمربی حریف انگار آماده بود تو هر لحظه از بازی رو چمن آزادی به شاگرداش ملحق شد. اون مثل بازیکن‌ها لباس پوشیده بود و مثل هوادارا فریاد می‌زد. با لباس سفید ساده وارد مرحله مقدماتی جام جهانی شدیم. با همون لباس سفید ساده هم از مقدماتی حذف شدیم. بالاخره گل زدیم. اما دیر. قفل دروازه ایرلند وقتی باز شد که کلید دیگه تو جیبای بلاژ نبود. اون سالا صاحب یه نسل احساساتی بود، نسلی که با آمریکا گل زد، برد، اینجوری گریه کرد. همون نسل به ایرلند هم گل زد، برد و گریه کرد. سریع ترین استارت عمر یحیی بعد از سوت پایان بازی اتفاق افتاد. تو فاصله زمین و رخکن یحیی سکوت کرد و اشک ریخت. این باخت‌ترین برد تیم ملی بود. دستمون به جام جهانی 2002 نرسید و آخر بازی ایرلند وقتی ستاره های حریف برای جشن تو هواپیما آماده می شدن با غم انگیزترین حالت تهران دست و پنجه نرم می کردیم.
شاید اگه این تیم میرفت جام جهانی راه خیلی از بازیکن‌ها حتی برای رفتن به اروپا باز میشد. ولی 4 سال بعد که جشن صعود تیم ملی رو تو همین استادیوم گرفتیم، خیلی از این بازیکن‌ها اصلا عضو تیم ملی نبودن. بعضیا بازنشسته شده بودن، بعضیا فراموش شده بودن، بعضی هم شده بودن درس عبرت. بلاژ و بچه‌ها آزادی رو با شکست ترک کردن. مثل حمید هامون وقت بیرون اومدن از دادگاه معروفش. کدام یک از تیم‌های سیده‌ای که جام جهانی 2018 را برای همگروهی با تیم ملی ایران ترجیح می‌دهید؟ 1 آرژانتین، 2 آلمان، 3 برزیل، 4 بلژیک، 5 پرتغال، 6 روسیه، 7 فرانسه، 8 لهستان. عدد گزینه مورد نظر رو به شماره 23090 پیامک یا از طریق اپلیکیشن 90 انتخاب کنید. بله. یه تیم ملی نوجوانان کشور، تیم ملی جوانان کشورمون در مسابقات مقدماتی قهرمانی آسیا شرکت کرد که این مرحله رو پشت سر می‌ذاشتن تازه می‌رفتن مرحله بعدی رقابت‌های جوانان آسیا. در کمال ناباوری این تیم خوب پر از ستاره جوانان ما از دو رقابت ها حذف شد. یعنی باورتون و باورمون نمیشد که آقا این تیم این همه بازیکن داره، این همه مهره داره، این همه امکانات داره، چطور ممکنه این تیم که اینقدر خوب بازی می‌کنه، گل خوبو زدن تو بازی اول خودشون به تیم ملی سوریه، از دور رقابت‌ها کنار رفتند. ما خیلی تو این چند وقت تلاش کردیم حتی که تیم برگشت که پیدا کنیم مسئولین این تیم رو، به طرز عجیبی ناپدید شدن همشون. یعنی در یک اقدام کاملا هماهنگ آقای پورغلامی که اصلا کسی پیداش نمی‌کنه، نه تو خونه‌اش هست نه جای دیگه هست. بعد یه چند تا مسابقه کردن و داستان شد. حالا بیایم تو من توضیح بدم، حالا بازی‌ها رو بعدش اگه دوستان اومدن پشت خط باهاشون صحبت می‌کنیم. این داستان تیم ملی جوانان بود. بعد که مسابقات برگزار شد، اصلا اول مسابقات قوانینش مشخص بود که آقا تیم چجوری صعود می‌کنه، تیم دوم چجوری صعود می‌کنه. بعد حالا یه مسابقه کرد آقای پورغلامی، سرمربی محترم تیم ملی جوانان کشورمون. بعد از اینکه اومدن گفتن در جریان نحوه صعود تیم‌هایی که در گروه‌های سه تیمی بودن قرار نداشتن. بعد اعتراف سرمربی تیم ملی فوتبال جوانان درباره حذف از بازی آسیایی گفته پرسیدن آیا در جریان قرار بودی یا نه، گفت در جریان قوانین بودم ولی تنها نمیدونستم که گروهی که سه تیم داره هر سه تیم هم میتونه صعود. اولا که هیچ گروهی هر سه تیم صعود نکرده، این که اصلا اینجوری نبوده. بعد حد سمینه، یعنی من احساسم اینه که اول استنباطم بگم شاید نمیدونم اشتباه باشه، حد سمینه که اینا طبق معمول مسئولینی که میفرستن اونجا یکی از اولین خصوصیات اینه که زبان نباید بلد باشه. یعنی اگه طرف زبان بلد باشه میگن شما نمیتونی به تیم ملی کار کنی، باید بری کنار، بعد زبان بلد نباشی. بعد این دوستان میرن تو جلسه منیجر میتینگ و اینا بهشون میگن آقا تیم ها اینجوری صعود میکنن، اینجوری صعود میکنن، قوانین توضیح میدن، دوستان هیچ متوجه نمیشن که چی میگن. بعد به تیم منتقل نمیکنن، فکر میکنن هر تیمی که دوم بشه تو گروه خودش جزو 5 تیم برتر دوم بشه صعود میکنه. در صورتی که تو همون جلسه بهشون میگن آقا جون اصلا نحوه صعود این تیمایی اینه که اگه تیمای گروه ها مساوی نبود تیمای آخر هست میشه، همونطوری که قبلا در مورد تیم امید این اتفاق رخ داده بود و به همین راحتی به نظر میرسه بسته که اصلا نمیدونستن قوانین مسابقات ها تیم هست شده. حالا که دیدن اینجوری شده، آقای پورغلامی اول مسابقه کرد گفتش که آقا ما نمیدونستیم، کسی به ما نگفته بود و چی بوده داستان اینا. بعد دیدن خیلی بد شده، زایه شده اصلا. بابا مگه میشه تو فدراسیون کسی ندونه به اینا نگه؟ گفتن آقا بگو میدونستم. بعدش که مسابقه کرد آقای پورغلامی دوباره مسابقه کرد، نه من میدونستم ولی اصلا قوانین اصلا کلا بد بوده، یکم عوض کردن. بعد دیگه اومدن ایران کلا آقای پورغلامی رفت که رفت، یعنی رفت همونجوری که مجاهد خضرفی مون نتوسیم پیدا کنه واسه این آیتم نوستالژی و پدر خودمون در آوردیم ناپدید شد. آقای پورغلامی الان 3-4 روز ناپدید. آقای آزاد مسئول سرپرست تیم هم به طور کلی که در کمیته جوانان حضور ده، ایشون هم نیستن. آقای مؤسس که تشریف ندارن بودن، تشریف بردن مالزی فکر می‌کنم، آقای فریدون مهندی هم نیست، ایشون هم مالزی هستن و همراه تیم هم نرفته بودن. حالا بحث سر این که آقا چرا مثلا امیرحسین پیروانی کنار گذاشته شد، شاید نامهربانانه کنار گذاشته شد، بعد چرا فرهاد پورغلامی اومد؟ آیا شناخت داشت فرهاد پورغلامی که خیلی من خودم دوستش دارم، خیلی مربی خوبی فکر می‌کنم باشه، ولی اصلا نوع انتصابی که عجیب غریب بود، این که چه اتفاقاتی در هیئت رئیسه فدراسیون رخ داده مثلا که باعث شده که فرهاد پورغلامی منصوب بشه، اینا بحثه. این تیم‌ها اینجوری شدن که امارات از گروه خودش اومد بالا، بعد این وقت قطر و عراق اومدن بالا، تاجیکستان اومد بالا، تیم عربستان سعودی اومد
بالا از گروه مختلف، بعد اردن. این گروه ما ایران دوم شد تو گروه خودش با 5 امتیاز، تیم آخر گذاشتن کنار، فلسطین گذاشتن کنار، بعد دوباره حساب کردن. چین این گروه اومد، این گروه هم که آها گفته 3 تیم چرا صعود کردن، و از اول اینم اعلام کردن، گفتن آقا جان اندونزی میزبان دوره نهایی، اندونزی همونجا داره آزمایشی شرکت میکنه، این اصلا حساب نمیشه، این دو تا هم اومدن بالا، 3 تیمی نیومدن بالا. ویتنام و چین تایپ هم اومدن، و در گروه دیگه ژاپن و تایلند اومده، و اینورا استرالیا و کره شمالی، این تیم‌ها اومدن بالا، و در نهایت تیم‌های دوم که رنگ بندی شدن ما می‌بینیم که به چه ترتیب قرار گرفت. ما هشتم شدیم در واقع، اینا تیم‌های دوم هستن که بدین شکل قرار گرفتن، هشتم شدیم، نزدیکم نبودیم. بعد از اینکه بازی سوم حذف شد این اتفاق رخ داد. حالا قبلش تو اون جلسه‌ای که دوستان رفتند و احتمالاً چون متوجه نشدن که چی شده به کادر فنی درست منتقل نکردند، داشتیم توی بریم ببینیم قوانین مسابقه اصلا اونجا چجوری بوده. بله اینجا اومدن قشنگ توضیح دادن، ما در واقع مورد دوم بودیم که گفته آقا اگه تعداد تیم‌ها مساوی نباشن، یه دو تا تیم افغانستان و همچنین جزایر ماریانا شرکت نکردن، اگه تعداد تیم‌ها مساوی نباشه تیم آخر هر گروه حذف میشن، بعد میان اون رده بندی میکنن. خیلی ساده همون اتفاقی که مثلا در اروپا هم رعایت میشه، در رده سنی امید هم این اتفاق رخ داده بود، بعد قشنگ کامل توضیح داده بودن که این شاید بدین ترتیب است. برای همین این پاسخگو نبودن دوستان در فدراسیون فوتبال و در تیم جوانان واقعا شک و شبهه بیشتر میخوام بگم نه ما میدونستیم، ضمن اینکه عملکرد فنی تیم هم واقعا جای بحث داره که چرا ما نتونستیم در این رقابت ها سوریه رو شکست بدیم، چرا نتونستیم اردن رو شکست بدیم، کما اینکه بازی با اردن فکر میکنم فشار آنچنانی بچا نیومد، فکر میکردم ما مساوی میریم بالا، یعنی اینجوری به نظر می اومده که نمیدونستان تفلکا، و این فاجعه رخ داده. یه نسل ما ممکنه از دست بدیم که اینا مثلا تیم خوب نوجوانان ما دیگه نمیتونه در رقابت جوانان آسیا و بعد جوانان جهان شرکت کنه، ضربه مهیبی رو ما خوردیم. حالا میگم آقای پورغلامی اگه دوست داشتن صحبت کنن حتما باشون صحبت میکنیم، دوستان دیگه هم بخوان صحبت کنن این فرصت اواخر برنامه الان میخواستیم باشون صحبت کنیم که کلا رفتن که رفتن، و نمیدونم شاید آقای پورغلامی داره برای اینکه مثلا بعداً حرف و حدیثی پیش نیاد مطرح نمیکنه که آقا بهش نگفتی بودن درست حسابی، کم داره چیز میکنه دیگه، اخلاقیات رو رد نمیدونم والا واقعا وضعیت به چه ترتیب است. بگذاریم بریم دو تا بخش دیگر رو فهم میکنم میتونیم با هم ببینیم، هم مسابقه بازیکن تیم ملی، بعدش هم آنالیز دوم مربوط به تیم ملی ببینیم، دیگه بعدش وارد بحثی میشیم که فکر کنم حدود ساعت 12 قبل از ساعت 12 بحث شروع میکنه. فکر میکنم اردوی خیلی خوبی بود برای بچه‌ها، چون که با دو تا تیم خوب آمریکای جنوبی بازی کردیم و تونستیم شناخت کافی و اون نقطه نظرات و نقطه قوت و ضعفامون رو شناسایی کنیم، و فکر میکنم که دو گام خیلی خوب برای پیشرفت ما و آماده سازیمون برای جام جهانی بود، و در کل راضی بودیم از شرایط اردوی. آقای عزت‌الله انتظار آقای کیروش از شخص شما هم زیاده، پست حساسی بازی میکنه. خب قطعا همینجوره، ولی خب من همه تلاشم میکنم با توجه به اعتمادی که ایشون داره، و خب اعتمادی که به من میکنه منم با تمام وجودم سعی میکنم جواب اعتماد ایشونو بدم. هممون دست به دست هم دادیم که انشالله بتونیم توی جام جهانی به اون هدفی که داریم و تاریخ سازی که واسه خودمون هدف گذاری کردیم برسیم. آقای جان بخش گلزنی دوباره تو همون استادیومی که اینجا خیلی گل زدی. آره خدا رو شکر بازی خوبی بود امروز، فکر می‌کنم محک خیلی خوب بود برای بچه‌های ما با تیمی از آمریکای جنوبی بازی کنیم. می‌دونستیم که فوتبال بازی می‌کنن و بازی آسونی نمیشه، ولی خب اصلا اول بازی خیلی خوب کار کردیم. نیمه اول فکر کنم 10 دقیقه یک رو یه مقدار تیم حریف فشار آورد، ولی بقیه بازی کامل دست ما بود و موقعیت‌های خیلی خوبی داشتیم، می‌تونستیم گل‌های بیشتری بزنیم. خیلی افتخارمندانه برای تیم ملی ایران بازی کنم، خیلی خوشحالم که اینجا باشم. و اولین گلت رو زدی در بازی قبلی، چه احساسی داری؟ خیلی خوشحال بودم، ولی اینکه خوبتره که ما بردیم، امروز هم بردیم، اینه که خوبتره، ولی یک ذره خیلی تا فرندلی با داشته باشین که ما خوبتر شکل یه تیمی هم بازی کنیم. رابطت با بچهای تیم ملی چطوره؟ کانکشن خوبی تونستی برقرار کنی با هم بازی ها؟ دوستانم خیلی کانکشنمون خیلی خوبه، با هم خیلی خوب دوست هم هستیم. کادر فنی به تمام بازیکنایی که دعوت شدن تو این اردو و برای این دوتا بازی خیلی مهم، همه بازی کردن و بازی خیلی خوبی انجام دادیم، خدا رو شکر تونستیم که این بازی آخرمونم
با برد پشت سر بگذاریم. مالا دیدید دو تا با تیم واقعا خیلی قوی ما پانما که خودش معرفی کرده به جام جهانی برار این تیم هم که باش بازی کردیم تیم واقعا گردن کلوفی بودیدش چقدر ما رو اذیت کرد نیمه دوم و اردو خیلی خوبی بود و این اردو میتونه تو روند ما تو واسه بازی جام جهانی خیلی کمک کنه. کدام یک از تیم‌های سیده‌ای که جام جهانی 2018 را برای همگروهی با تیم ملی ایران ترجیح می‌دهید؟ 1 آرژانتین، 2 آلمان، 3 برزیل، 4 بلژیک، 5 پرتغال، 6 روسیه، 7 فرانسه، 8 لهستان. عدد گزینه مورد نظر رو به شماره 23090 پیامک یا از طریق اپلیکیشن 90 انتخاب کنید. تیم ملی مسیر تازه‌ای که از بازی با روسیه در پیش گرفته بود رو در بازی‌های اخیر هم ادامه داد. حالا میشه گفت کیروش در انجام این تغییر جدیه و احتمالاً باید منتظر رویکرد متفاوتی از تیم ملی در جام جهانی باشیم. یک روش پر ریسک که برای تیم کیروش تازگی داره و احتمالاً به بازی‌های پایاپای و کمتر دفاعی تیم ملی در جام جهانی منجر میشه. تو آنالیز بازی با روسیه گفتیم تیم ملی در این روش بازی جای تجمع در زمین خودی و دفاع کردن از میانه زمین سراغ پرس مدافعان حریف میره و کار دفاع رو از یک سوم هجومی شروع میکنه. برای پوشش مناسب به خط مواجهه یعنی اولین جبهه پرس که از مهاجم‌ها و هافبک‌های هجومی تشکیل میشه همه بازیکنان تیم وارد زمین حریف میشن تا بتونن با کم کردن فواصل بین خطوط بلوک مقابله با ضد حمله رو تشکیل بدن. مثل همین صحنه که استقرار دو مدافع میانیمون روی ضد حمله پانامایی ها رو میبینیم. دفاع کردن در این مناطق و مهار ضد حمله ها روش دفاعی و مدافعان متفاوتی نیاز داره. کیروش در بازی با پاناما از پورعلی گنجی و چشمی که ذاتاً هافک دفاعی هستن و در قطع پاس و حفظ فاصله بین خطوط مهارت دارن در قلب دفاع استفاده کرد. اما در یک سوم پایانی بازی با ونزوئلا پا را از این فراتر گذاشت و امید ابراهیمی که صرفاً هافک دفاعی رو در کنار پورعلی گنجی بازی داد تا بازیکنانی رو در قلب خط دفاعی داشته باشه که هم توانایی مهار ضد حمله ها در میانه زمین رو داشته باشن و هم توانایی بازی سازی رو. این البته یک جلوه افراطی از شکل بازی جدید تیم ملیه و شاید کیروش قصد شرایط ویژه‌ای رو برای بازیکنان شبیه سازی کنه. به کارگیری این شکل از بازی نمایش تیم ملی رو هیجان انگیزتر و البته ریسک پذیرتر میکنه. به واسطه توپگیری های متعدد از مدافعان حریف موقعیت های پرتعدادتری نصیب تیم ملی میشه و همونطور که تو این صحنه میبینیم روی ضد حمله ها خط دفاعیمون آسیب پذیرتر از گذشته است و موقعیت های بیشتری به حریفان میده. دیگه خبری از برتری عددی در فاز دفاعی نیست و مهارت‌های بازیکنان دفاعی در تکل کردن و پوشش اهمیت کلیدی پیدا می‌کنه و طبیعتاً ضریب اشتباه‌های فردی هم کمی بالاتر میره. همین رویکرد در بازی با پاناما و ونزوئلا منجر به افزایش تعداد موقعیت‌های ایران و حریفش شد. تیم ملی بنای کار رو بر پرس مدافعان حریف و توپگیری از اونها و خلق حملات آنی یا فاست بریک اتک قرار داده. یعنی در فاز حمله همه چیز به انتقال سریع از دفاع به حمله بعد از توپگیری از مدافعان حریف خلاصه میشد. در این استراتژی بعد از گرفتن توپ از حریف هیچ چیز به اندازه انتقال سریع توپ به مهاجمان اهمیت نداره و گاهی دقت فدای سرعت انتقال میشه. و اگر مثل این صحنه توپ تو این انتقال سریع لو بره فاز بعدی پرس سریعتر استارت میخوره. خط مواجهه تیم ملی رو همه 5 بازیکنی که جلوتر از عزت‌اللهی بازی میکنن شکل میدن و باید با احاطه مدافع صاحب توپ و کمین کردن برای گزینه‌های پاس او در کار دفاعی شرکت کنن. مثل همین صحنه که توپ ربایی و دو پاس سریع از عبدالله زاده و طارمی انصاریفر رو در موقعیت گلزنی قرار میده. این گراف مربوط به بازی ایران و پاناما است و نشون میده حملات خطرناک ایران در این بازی از کدوم منطقه زمین و با توپگیری کدوم بازیکنمون شروع شده. میبینید که نیمی از حملاتمون رو از یک سوم میانی و نیم دیگر رو از یک سوم دفاعی حریف شروع کردیم و تو بیشتر مواقع هم این بازیکنان خط مواجه همون بودن که با توپگیری از حریف حملات آنی رو پایه‌ریزی کردن. این گراف رو میشه به نوعی شناسنامه تاکتیکی تیم ملی دونست. حالا بریم مثال‌هایی رو ببینیم. اینجا یورش مهره‌های هجومی ایران به سمت مدافع پاناما رو می‌بینیم که او رو مجبور می‌کنه زیر توپ بزنه. عزت‌اللهی در میانه زمین توپ رو پس می‌گیره و به سامان قدوس می‌رسونه. قدوس هم بعد از 1-2 و دریبل مدافع پاناما توپ رو برای کریم که به خوبی خودش رو به منطقه خطرناک مقابل محوطه 6 قدم رسونده می‌فرسته.
حالا یه مثال دیگه، باز هم پرس مهاجمان ایران روی مدافع پاناما که فرصت بازی سازی رو از اون میگیره و او رو مجبور به ارسال بلند توپ میکنه. در ادامه سپاس تک‌ضرب از بازیکنان ایران که در کمترین زمان ممکن انصاری فر رو روانه محوطه جریمه حریف میکنن. این هم صحنه پنالتیه. کار با پیگیری انصاری فر شروع میشه و بقیه بازیکنها در حمایت از او گزینهای پاس مدافع پاناما رو میبندن. قدوس توپ رو قطع میکنه و با اولین ضربه‌ای که بعدش به توپ میزنه کریم رو راهی محوطه جریمه میکنه. مهارت مهاجمان ونزوئلا در بازی مستقیم باعث شد تیم ملی در بازی امشب نتونه در دقایق زیادی روی دفاع حریف پرس رو انجام بده. اما دقایق ابتدایی بازی علاقه ایران به انجام این دستورالعمل مشهود بود. بهترین مثال در همون دقیقه 1 اتفاق افتاد. پرس جهانبخش کریمی و گوچی روی دفاع ونزوئلا، توپگیری کریمی، 1 سانتر دقیق از جهانبخش و ضربه کم دقت از گوچی که خیلی سریع خودش رو به مقابل دروازه رسونه. تیم ملی در اجرای این شیوه در بازی با پاناما و ونزوئلا نسبتاً موفق نشون داده. اما بدیهیه که کیفیت این حریفان پایین‌تر از حریفانیه که تیم ملی در جام جهانی احتمالاً باهاشون هم گروه میشه. پاناما احتمالاً ضعیف‌ترین تیم حاضر در جام جهانیه و اونها هم البته در بازی مقابل ایران بسیاری از بازیکنان اصلیشون رو روی نیمکت نشوندن. تیم ملی برای راستی آزمایی توان و کیفیتش در اجرای شیوه جدیدش نیاز به محک خوردن مقابل حریفان قدرتر داره تا در جام جهانی غافلگیر نشه. نکته نگران کننده اما اینه که پاشنه آشیل تیم در فاز دفاعی همچنان پابرجاست و همین پانامایی نصف و نیمه هم هر زمان که در کانالهای کناری خصوصا به بازی سرعت داد و رو به کارهای ترکیبی و تغییر موقعیت بازیکنانش آورد، تونست دفاع ما رو دور بزنه و توپای خطرناکی به روی دروازه ایران بفرسته. ضعف تیم در کانالهای کناری همچنان پابرجاست و هنوز فکری برای رفع اون نشده یا دست کم ایده ها اونجور که باید جواب نداده. همون ضعفی که تو بازی با روسیه به خوبی نمایان شد و دروازه ایران رو هم فرو ریخت و اگه فکری براش نشه میتونه کابوس ما در بازی‌های جام جهانی بشه. این صحنه در دقیقه پایانی بازی با پاناما خیلی شبیه به گلیه که از روسیه خوردیم. فقط بازیکنی که پاس آخر رو میفرسته به اندازه کافی حرفه‌ای نیست و نمیتونه پاس تک‌ضرب خوبی روی دروازه ارسال کنه. کاری که اینجا بازیکن پانامایی موفق به انجام اون میشه و دروازه ایران هم تا 1 قدمی فروپاشی میره. نکته منفی دیگه اینه که کیفیت بازی تیم ملی در هر سه بازی با روسیه، پاناما و ونزوئلا در نیمه دوم نسبت به نیمه اول افت کرده. به نظر میرسه شیوه جدید بازی تیم ملی انرژی زیادی از تیم میگیره و توان بدنی بازیکنان با گذشت زمان تحلیل میره. بدنهایی که احتمالاً تو اردوهای سال آینده و در نزدیکی جام جهانی شلاق خواهند خورد. صحنه 11:53 است و دیگه میخوام بحثی که خدمت قول داده بودیم و من توصیه میکنم همراه ما باشید تا پایان. همراه ما باشید، یه سلسله آیتم هست که باید همه رو با دقت تماشا بفهمید. اگر حالا فرصت نکردید بعدا خواست ببینید دقیق کانال اطلاعاتی برنامه میتونید بعدا ببینید این آیتم ها رو. و ما در پایان این بحث هم با مسئولین عزیز کمیته اخلاق صحبت میکنیم و سعی میکنیم به جنبندی در این زمینه برسیم. بریم بخش اول رو تماشا بکنیم با هم. یه جمله تو در مورد کتاب سایمون کوپر فوتبال دشمن بود که توصیه شده بود که اگه شما فوتبال رو دوست دارید این کتاب بخونید، اگر هم فوتبال دوست ندارید حتما کتاب بخونید. من میگم اگه فوتبال رو دوست دارید این آیتما ببینید، اگه فوتبال هم دوست ندارید این آیتما امشب ما رو حتما ببینید. یه سری انگاره های آدم شاید اصلا عوض بشه، اصلا این واقعا چرا تو فوتبال ما این اتفاقا رخ میده؟ این فوتبالی که اینقدر لذت بخشه، اینقدر پاکه، اینقدر زلال هست، چرا باید مجرایی بشه برای یه سری سوء استفاده ها؟ ببینید بخش اول برنامه رو که در این زمینه هست، بعد برمیگه در خدمت هستیم. ما تو یه تیمی بودیم، حالا اون تیمه خیلی ولوشا شده بود و همه بچه ها پیگیر این کار بودن که بدونن که مثلا چه اتفاقی داره میافته. یه آقایی از مسئولای بلند مرتبه باشگاه اومد داخل تمرین، همه بچه ها رو جمع کرد رو صندلی نشستن و شروع کردش درباره اینجور چیزا صحبت کردن. برگشت گفتش که شما پدر مادرتون براتون دعا نمی کنه، شما وقتی از خونه میاد بیرون همسراتون براتون دعا نمی کنه،
ما کسی استخدام کردیم که براتون داره دعا میکنه. دعا کردن چیز بدی نیستش. وقتی مسئول بزرگ تیم، سرپرست تیم میاد این اتفاق رو توضیح میده، ما متوجه میشیم که بله این اتفاق داره تو تیم ما میفته و دیگه شرایط تیم به هم خورد، مربی نمیتونست نتیجه بگیره و یه شرایطی به وجود اومد که ایشون عوض شد، آقای تایی رو آوردیم و یک شبه من از این سیستم خارج شدم، تا اینکه بعد یه مدتی از خود آقای تایی خواستم که چرا اینجوریه. خیلی هم با هم دوست بودیم، چند سال با هم همتیمی بودیم، بازی میکردیم، همبازی بودیم. ایشون عذر و بهانه های مختلف می آوردن. یه دفعه حالا می گفتن نمیدونم حالا ضعیف تری کار میکنی، تمرینت اینجوریه اونجوریه، ولی من در خودم نمیدیدم. تا اینکه روز یه بنده خدای غریبه رو توی تمرینات من بعد از اینکه آقای تی اومد دیدم که یه آدم غریبه هم همراه ایشون همیشه میاد و میره. پیجو شدم، پیگیری کردم، بعد متوجه یه سری رفتارها و حرکتایی شدم که دیدم حالا اسامی مادرها رو میپرسن، اسامی نمیدونم پدرها رو میپرسن، یه سری ها اصلا انگار قربال میشن میرن کنار، یه سری میان وسط، کسایی که اصلا وجود نداشتن میان. بعد تو بازیایی که مثلا میدیم مهم هست، هیچکس روی فلان بازیکن اصلا حساب نمیکنه، اون بازیکن باید فیکس باشه، بد بازی میکرد باید باشه، خوب بازی میکرد باید باشه. کم کم این بالاخره ما هم تو پیگیر بودیم که دیدیم بله این جریان جریان جادوگریه. تو لیگ برتر هفت هفته اول ما صد جدول بودیم، همه تیم‌ها رو بردیم، یکی دوتا ستا. کم کم دیگه کل تیم متوجه شده بودن که چه اتفاقی داره میفته، چون این آقا که این کارا رو برای تیم انجام میداد با ما حتی مسافرت میومد، یا حالا با پرواز خودمون، یا یه پرواز قبل یه پرواز بعد از ما، هر شهرستان بودیم تو همون هتل ما توی اتاق جداگونه بودش و یعنی همیشه کنار تیم بود، سر تمرین بود. وقتی اون سال که شروع شد دیدیم یه چیز جدید هم به این فوتبال ایران اضافه شد، به نام اسم مادراتون هم باید بگین، دقیق به ما بگین. یکم غیرتی شدیم، یکم اونوری شدیم، یکم اینوری شدیم، ولی مجبور شدیم بگیم چون خواستن از همون باید میگفتیم. هوا این که میخوان ما رو بفرستن یه سفر زیارتی یا که مکه، اینو خوب یادمه، خاطرمه، اسم مادرامون رو میپرسیدن برای این کار. به این بهونه میومدن اسم مادرامون رو میپرسیدن که بعدن مشکلی پیش نیاد که چرا میپرسن. بعد دونه دونه بازیکنان رو صدا میکردن داخل یه اتاقه که بودش که دوره بچه ها ازشون اطلاعات میگرفتن. اون روز ما اصلا متوجه نشدیم که جریان چیه. ما رو صدا کردن، نام نام خانوادگی، نام مادر. بعد از یه مدت آمده رفت ها شد، یه کسایی اومدن دیدیم نه اصلا ربطی به فوتبال ندارن، اصلا چهرهشون به همه چی میخوره غیر از فوتبال، مگه میشه؟ گذشت یکی دو روز بعد از تمرین یه سری از بازیکن‌ها نیومدن، یه سری بازیکن‌های جدید اومدن که تو طولانی مدت متوجه شدیم که برای چی اون بازیکن‌ها خط خوردن، برای چی مثلا ماها موندیم. ایشون برگشت گفت شما در به حساب تو اون قالب ما جا نمیگیری، تو اون شرایطی که ما داریم جا نمیگیری، واقعیتشه. رفتیم پیگیری کردیم و به اون نتیجه رسیدیم و فهمیدیم چیه. با یه سری حروف ابجد سیستم تغییر انجام میدادن، خنده‌دار فوتبال ما، یعنی تلاش الکی بود. اگه بهتون گفتم، من گفتم اسم مادرم، اسم مادر رو برای چی پرسیدن؟ تو این دعا و دعا نویسی اینجا اسم مادر ابجد حساب میشه، ابجدش رو وقتی حساب میکنن اون مشخص میکنه که این مثلا ابجدش به این بازی میخوره یا نمیخوره. من 100% سر در نمیارم که برای چی، 100% ورد میخونده که همچین اتفاق، ما به عینه به چشم بارها دیدیم که چه اتفاقی افتاده. یه روز به من زنگ زد گفت میخوان اینجا آقای ساکت به من گفته که سایپا چه کار میکنه که جام حذفی با پاس و استقلال بازی داره، هنوز اونا رو نبرده، اومده اونجا هتل رزرو کرده برای فینال، چون یه پای فینال سپاهان بود، بازی با پاس داشتیم ظاهرا فکر میکنم قبل از بازی استقلال. هادی عقیلی یه برنامه‌ای براش پیش اومد توی هتل، ما اومدیم گریه میکنه هادی، چه اتفاقی خانوادگی براش افتاده بود نمیدونم، نگفت چه اتفاقی افتاده، هر کاری که من فقط آژانس کردم که من می‌خوام برم. همون لحظه که ما خواستیم بریم استادیوم برای بازی، اون بازی خیلی خوب یادمه، من نمی‌خواستم بازی کنم، آره مجبور شدم بازی کنم، مجبور شدم که خیلی اصرار کردن، خب منم که از همه جا بی خبر بودم. اینا اومدن
اصلا رنگ از روی چیز برگشته بود، روی این دو نفر سرمربی ما و همون آره اصلا شده بودن مثل گچ که این مبادا بره. تیم آوردن یکی بستم دادن رفتیم تو اتوبوس هم نشستیم. اینا با هر بهانه‌ای با هر مکافاتی بود هادی رو نگه داشتن آوردن، گفتن آقا برو تو زمین راه برو. به اصرار فراوان من رفتم تو زمین و به من گفته شد که فقط تو زمین باش، همین، حتی اگه راه هم بری مشکلی نداره، فقط تو زمین باش، برو تو زمین راه برو، ولی باید باشی، چون اگر میرفت بیرون اون سیستم چیدمان این بنده خدا به هم میخورد. آوردن هادی رو، آوردن بازی کردن، بردیم بازی رو، رفتیم با استقلال، هتل المپیک بودیم، همه چی اوکی بود، همه چیدمان ها هم کرده بود. آقا جادوگر از دو هفته جلوتر میچید، یعنی دو هفته جلوتر میچید دیگه، کاریش هم نمیتونست بکنه، یعنی دیگه وقتی به قول من رو پلومشو میزد دیگه نمیتونست دوباره چیدمانو عوض کنه، چون به اون موکلاش گفته بود که چه کار کنید. دو هفته جلوتر استقلال بازیکناش مشخص بود، سایپا هم مشخص بود. ما بین این دو هفته علی نیکوقت واحدی از اونجا برمیگرده تهران و اینا تا روز پنجشنبه که حالا مثلا ما جمعه بازی داشتیم، روز پنجشنبه خیالشون راحت بود، پنجشنبه که رفتیم هتل علی نیکوقت اونجا دیدن. حالا خبرام هر از گاهی می اومد، مثلا حسین کاظمی با استقلالیا در ارتباط بود، میگفتن که علی هست علی نیست. کنه حسین کاظمی هم به اینا اطمینان خاطر داده بود که علی نمیتونه بازی کنه. علی هم نیمکت نشست. مربی ما همش اینجوری نیمکت استقلال نگاه کرد، ذخیره استقلال نگاه کرد. به این حالت که ببینه علی نیکوقت تام گرم میکنه، گرم نمیکنه، میخواد بازی کنه. فکر میکنم 12 دقیقه یه گل ما زدیم. یکیش ما جلو افتادیم. باید میزدیم دیگه، تیم باید بازی یکیش میشد، اصلا یکیش بسته شده بود که یکیش تموم شد طرف اون بند شخص. خدمت شما عرض بکنم که علی نیکوقت 12 دقیقه تا یه روب مونده بود بازی اومد تو و پیستون چپ، معادلات به هم خورد دیگه، همه چی خراب شد. سه تا حرکت کرد، دو تاشو سان کرد، دو تاشو رفت تو گل، ما 2-1 باختیم. اون بازی یادمه با استقلال بازی داشتیم، زنگ زدن که آقا میخوای وارد زمینشین باید چسبیده به هم از کنار دیوار پشت به دیوار به یه شکل ستونی رد شین، اجازه ندین استقلالیا جاتونو بگیرن. که خب من از نظر یکم از نظر اون موقع روحیه زن خب خجالت چند چیزی نداشتین تو فوتبال، من برم اینجوری بچسبم بگم آقا استقلال، آقا فکری کاپیتان تیم بود، میگم آقا تو برو من میخوام وایسم، زحمت بیهوده بود. مربیه میدونست که آقا این بازی رو میبره و میبرد. میبرد. رکورد آسیا رو زدیم ما. ما تو نیم فصل رکورد آسیا رو زدیم. خیلی باحال بود. اراده میکردیم هر تیم 4 تا 5 تا میزدیم، 3 تا 4 تا میزدیم. خیلی خوب یادمه که اون سال توی سری از بازی‌ها بعضی از این بازیکن‌ها بودن که باید توی سری دقایق خاص حتما تعویض می‌شدن. و حتی داشتیم بازیکنی که بیشتر از 5 دقیقه بازی نمی‌کرد، یعنی تعویض می‌شد می‌رفت تو زمین و بلافاصله بعد 5 دقیقه بعد میومد بیرون و ما از این صحنه‌ها داشتیم. دقایقش رو خیلی خوب یادم نیست، ولی یادمه که یه همچین تعویضایی می‌شد که ما همه متعجب تو زمین حیرت زده می‌دیدیم این تعویضا رو، ولی خب فکر می‌کردیم تاکتیکیه. حالا اسمشو نمیخوام بگم مثلا متوجه بشه که اون بازیکن کی بوده، ولی بازیکن هم داشتیم عالی بود، همیشه 10 دقیقه آخر بازی میکرد، حتی تعویضای تیم ما رو هم این آقا میگو، مثلا میگفتش که فلانی بعد تا دقیقه 30 بازی کنه، دقیقه 70 بیاد بیرون، این کار انجام کنه، هر کاری که اون میگو واو و باب تعویضا و کارهایی که این آقا میگفت انجام میشد. بله فوتبالیستای داشتیم با یه پا میرفت نمیتونست بازی کنه، دکتر میگفت بازی نباید بکنی، ولی طرف میگه باید بازی کنه، اگه میخوایم به گل برسیم باید بازی کنه. بازیکنایی بودن تو زمان ما باش قرارداد بستن با همین آقای جادوگر به قول شما ساحر و و و قرارداد بستن. بازیکنایی داشتیم که اصلا تو تمرین نبودن، اصلا جزو اصلا نبودن، 11 نفره نبودن، اگه بودن همشون نیمکت بودن، اصلا یه دفعه از تیم جوانان امید فقط میومدن کنار تیم باشن، ولی حروف ابجده میخوند، اون ابجده جواب میداد. ما اصلا شانس ما حروف ابجد ما خوب نبود،
از این حرکت ها بود. سر غذا مثلا موقع غذا خوردن باید خرما رو بخورین، فلان انار رو باید بخورین، نخورین فلانی دعا کرده، اصلا دعاش اینجوریه، نخورین تموم کارمون، بخورین برنده. توی یه دقیقه خاصی ما یه بازیکنی داشتیم به نام فرهاد بوستانی، باید حتما این تعویض میشد، خوب بازی میکرد یا خوب بازی نمیکرد باید تعویض میشد. حمید جعفری همچنین باید تعویض میشد. من دقیقه 45 اصلا هر بازی دقیقه 45 باید تعویض میشدم، باید تعویض میشدم دیگه. یه بازی در میون من میدوستم دقیقه 45 نیمه اول ها. حتی ناجوامردان نمیذاشتم به نیمه دوم برسه، لااقل بگم آقا نیمه دوم تعویض شدیم. البته این آقایینی که در حد تیم ملی بودن متاسفانه حالا زنگ میزدن و دعا میگرفتن حتی از بازیکنها. من حتی توی اردو تیم ملی هم دیدم متاسفانه، حالا من نمیدونم داشتن از یه آدم موجه این دعا رو میگرفتن یا از یه همون به اصطلاح جادوگر. من با این قضیه مخالفم، مخالف بودم، از این ضربه خوردم، به خاطر همین از فوتبال جدا شدم، منو بیرون کردن از فوتبال، کنار گذاشتن. الانش هم تو فوتبال جریان داره، هنوزش هم داره پیش میره، مال کسایی که مربیایی که آگاه نیستن، نادانن، فهم فوتبالی ندارن، تاکتیک بلد نیستن، ضعیفن. فقط آخرش این که واقعا دلم یه جایی واسه اون جادوگره میسوخت، چقدر پشت این دروازه میرفت فوت میکرد، پشت اون دروازه فوت میکرد، چقدر بهش میخندیدیم خودمون و چقدر تماسه مربی‌ها رو جلوی خودمون که آقا تشکر، ما بردمون مدیون شما هستیم و آقا هیچ وقت فراموش نمی‌کنیم. آقا این فوتبال حقه، تو باید تلاش کنی. یکی از اسمای الهی اسم خدا حقه، خب خدا حقو به حقدار میده، به ناحق نمیده. شاید یه بار، دو بار، سه بار، چهار بار، پنج بار تو بتونی در بری، آخر به دستی ملخک، آخر گیر میفتی دیگه، یه جا گیر میفتی و گیر افتادن. کدام یک از تیم‌های سیده‌ای که جام جهانی 2018 را برای همگروهی با تیم ملی ایران ترجیح می‌دهید؟ 1 آرژانتین، 2 آلمان، 3 برزیل، 4 بلژیک، 5 پرتغال، 6 روسیه، 7 فرانسه، 8 لهستان. عدد گزینه مورد نظر رو به شماره 23090 پیامک یا از طریق اپلیکیشن 90 انتخاب کنید. بله، این یه بخشی بود که براتون بخش شد. میگم ما دو تا بخش داریم که مربوط به این تیم سایپا بود، یکم تیم پاس هست. بجز این افرادی که صحبت کردن، کسای دیگه هم بودن که تایید میکردن کامل تمام این مسائل رو، نمیخواستن رو علنی صحبت کنن به هر دلیلی. کسانی هم که در مورد صحبت شده ما کاملا این حق رو براشون قائل هستیم که تو همین برنامه بیام و صحبت کنم. مراجع دین سلام واقعا باید بررسی کنه. آقای تورک و دوستانشون تو کمیته اخلاق گفتن کامل این قضایا رو بررسی میکنه. اگه واقعا این چیزا تو فوتبال وجود داره، این در این حد این اتفاق داره رخ میده، واقعا باید جلوی این قضایا گرفته بشه. این فوتبال خیلی باید پاکتر از این حرفا باشه که این مسائل بهش راه پیدا کنه. حتما بیننده برنامه ما باشید، ما بخش دیگه هم داریم، چند قسمت مختلفی داریم که حالا در ژانرهای مختلف اینا براتون پخش میشه. این بخش بعدی که هست، یه دوست همکار خیلی خوب داریم ما، نوید عبداللهی در شیراز، حواسان فارس، فعالیت مون خبرنگار خیلی خوب با استعداد و خوشاتیه هست. ایشون از یه طریقی با هماهنگی که با هیئت فوتبال استان فارس انجام میدن، میرم به دوستی از این دوستان جادوگر تماس میگیرم، میگم آقای جادوگر، من مشاور رئیس هیئت فوتبال فارس هستم، بعد در تیم برق شیراز ما کار میکنیم، میخوایم کار کنیم برق شیراز بیاد بالا. این چیزی که در برق شیراز توی میشنوید همش ساختگیه، چون هماهنگ بوده و گفتم ما میخوام آقا این برق شیراز بیاد لیگ برتر. بعد دوستمون دیگه اصلا انواع میگه آقا من جام جهانی رو من درآوردم واسه آلمان که قهرمان شد، جام جهانی در این حد کار میکنه که جام جهانی واسه آلمان درآورده. این دوست جادوگر شیرازیمون رو بریم ببینیم، بعدش میرسیم به بخشی بعدی. من حالا تا این نکته رو بگم، ما لحظه‌ای که از این لحظه به جمع بینندگان ما اضافه شدیم، این بخش برنامه حتما اگه دوست داشتید، من فکر کنم جا داره یه بار دیگه برید تو کانال برنامه دوباره ببینید
این بخش‌های مختلفه که واقعا یه بار دیگه آدم چند بار که گوش میده قشنگ تکون میخوره، یعنی میگه آقا چیه، چرا فوتبال اینجوریه، چرا وضعیتش بدین ترتیبه. من بگم که ما تماسی که با بازوان گرفتیم قرار شد پتو، چادر، آب آشامیدنی، کنسرو، خرما، فکر کنم نونم خیلی اونجا احتیاج داره، این اقلامو برسونن دوستان به هلال احمر که هر چه سریعتر برسه به دست عزیزانمون در استان کرمانشاه. ان شاء الله ساخت و سازای ما همین جوری بشه که اینقدر با یه زلزله به این حتی این زلزله خیلی خودش زیاد هفت خورده خیلی زیاد، ولی مثلا همین چه میدونم چون مثلا ژاپن میومد شاید هیچ کسی طورش نمیشد، این واقعا زیر ساخته و کار ساخت و سازمان بده بنویسم. ما قوله کشی الان خودمون انجام بدیم چون امشب ما مهمون نداریم، اگه یکی از جادوگرا خودش یه دفعه بیاد اینجا یه دفعه بیاد اینجا و باش بخوام قوله کشی انجام بده، خودمون قوله کشی انجام میدیم چون در مورد جام جهانی 2018 است. خودم دیگه 2018 رو میگم که 1,229,000 نفر شرکت کردن، 463 برنامه‌ای بود که سوال پیام کوتاه ما داشتیم. هفته قبل 1,887,000 نفر شرکت کردند. بهترین گل ماه رو پرسیده بودن که گل خانم فاطمه پاپی به عنوان بهترین گل شناخته شد. من گفتم 2018 ولی میتونستم با خانم پاپی هم تماس بگیرم، الان به ذهنم رسید. و اینم تعداد اعضای باشگاه 90 تایی ها و پاره کشی هم سریع انجام بدیم که بریم آیتم بعدی رو هم ببینیم. 2018 912 2591 نفر دوم 933 0639 912 بازم 48 78 910 2408 911 9454 امشب فکر کنم خانوما بیشتر باشن برندگان هم، چرا چون شب خیلی رای داشت. هفته قبل 917 872 910 8474 913 935 و بالاخره 914 17 98. بریم سریع سراغ خارج از کش ورامون، اونم همون 2018 و 6010 نفر. بریم سریع قرعه کشی را انجام بدیم با عزیزان خارج از کشور، همون 2018 دیگه. از امارات متحده عربی 2071 و باشون تماس گرفته میشه و خدمتتون عرض کنم که بریم بخش جادوگر شیرازی که حالا واقعا چی هست، کارش و چجوری این کارا رو میکنه رو خودتون بهتر متوجه میشید. ازم خواهش کردن یه بازی آخری بازی با پرسپولیس داشتم تو مشهد، درسته
برای چی کار کنم؟ خب سیادمانوانی که از همه خورده بود تیمش هم پرسپولیس بود آخرین بازی. بعد تازه باید پرسپولیس میزدن هیچ همزمان باز تمام دوتا گل میخورد. درسته درسته. خب منم بازی قبول کردم. دوتا بازی همزمان انجام دادن، یعنی دوتا گل به نفع اس خوزستان، یه گلم به نفع سیادمانوان که پرسپولیس تو مشهد بزنی. درسته. 100 میلیون گفتن میگیم، گفتم آقا نمیخواستم سنگ بزرگ دستتون نگیریم. 3 میلیون بدین، 6 میلیونش برای مردم، 4 میلیون هم برای منه، ولی بازم اون انرژیش بودم برای مردم میشه. درسته. من فقط براتون در آوردم، دقایق گلم فرستادم. شجاعت بچه و یه شما چی دیدیم برم دیدم علیه اون تیم وای نیستم سیادامنگان به روز سیادشون بم، یعنی هر روز هم برای پیام میدن برای از که دیگه با استقبال داره بازم وای سادم افتایی دیگم بازم وای میشتم. بعد مثل که شما بکنی ملی هم کار کرده بوده دیگه، هایی سال پیشم باشه تو تو بازی کنارم بنده انجام دادم دست و برگشت شد. درسته. اون واقعا تو خود کادر فنی تیم ملی در ارتباط بودی؟ نه اصلا اول دو کار فنی نبود. نه بود. نه بود. نه بود. نه بود. نه بود. من بود. نه 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 بود. برای تیمتون دارم کار میکنم برام باید در نظر بگیریم. بله.
خاطره زیادی نیست. یه نام دیگه که دنیا قرار خودی میگه که حالا نمیدونم دارم درست میگم نمیگه. بله، اینطوری درست میگم. بله، ساعت 20 دقیقه بامداد هست. اینم صحبت اتوبوسمون شیرازی نیست چون فکر کنم مال اصفهان باشه، حالا دوستی که بچه‌ها گفتند. و حالا میگم چند تا تماس گرفتن دوستان، را میتونیم اونا را در واقع وصل کنیم و صحبت بکنیم. ضمن اینکه من بازم میگم راه شما دو تا راه ما بهتون گفت، یک رو سایت برنامه خش قسمت دوربین 90 ارتباط با ما، اونجا برید مطلبی بفته یا از طریق کانال تلگرامی برنامه ما اونجا مطلبی دارید به ما برسید، یا اینکه با همکاران ما آقای فرجادی ها من گفتم که دوستان در واقع تماسی خاصی نگرفتن با ایشون، ایشون برنامه داشته بودن. این نکته رو من بگم که یه سری در واقع یه آیتم دیگه هم داریم با یه دوست دیگه صحبت شده، یه سری ادعا مطرح میشه، اصلا نمیدونم کدومشون درسته کدومشون درست نیست. چون مثلا کسی میگه من چرا فینال جام جهانی رو من درآوردم و اینا، خب اینا مشخصه که دیگه به چه ترتیبه. اینا تو فوتبال ما هستن بر اساس شواهد و گفتای برخی از فوتبالیستا واقعا وجود داره، اینکه چقدر حالا ادعاشون درسته چقدرش بازارگرمی و اینا هم بعد مراجع قانونی بررسی کنم. بعد واقعا دست کسانی که تو فوتبال دارن کلاهبرداری میکنن و قبلا کلاهبرداری میکردن و کماکان دارن به این راه خودشون ادامه میدن حتما باز بشه و روشن بشه برای همه که وضعیت به چه ترتیبه. بخش بعدی برنامه ما رو هم ببینید. این دفعه آیتم قبلی در مورد تیم سایپا بود، یکی در مورد تیم پاس. اینا با دقت ببینید چه صحبتایی میکنن اینا. خب این موضوعی که ما با هم دیگه داریم در موردش صحبت میکنیم و یه مقدار الان ریشه دوونده تو فوتبال ایران و بیشتر شده، برمیگرده به سالهای هلوهوش فکر کنم 81-82. اون سال پاس دو تا جیم بازیکن تراز اول داشت. یه روز قرارداد بستیم و یه روز صحبت کردن با همون، رو گفتن آقا اسم مادراتون رو بیارین های بکن. اون بنده خدا هم گفتش خب شما اسامی بازیکنات رو واسه من بفرست با اسم مادراشون، که ما اونجا یه ذره چیز شدیم اسم مادر برای چی؟ گفت رابطه ای که حالا اینه بین اسم مادر و فرزند هستش، من از ستاره ها میبینم از این طرف که فردا روزشونه روزشون نیست. دو سه بارم شاهد این بودیم که اسم پدر مادر رو میامدن مینوشتن واسه همین مسائل سر و جادو، در صورتی که مطمئنم باشگاه در جریان نبود چون کاری نداشت بخوان اسم پدر مادر بچه ها رو بنویسن و در بیارن. خب یکی دو روز قبل از بازی در می آوردن، ولی شب بازی اطرافیان تیم می اومدن اسم پدر مادر بازیکن‌ها رو می نوشتن و به صورت مخفیانه. اسمای مادرامون رو می ریختیم توی یه دونه، به اون می دادن می نوشتیم می انداختیم توی یه دونه قوطی که می آوردن به امون می دادن. خب دادم می گفت که قرعه کشی می کنن هر کی اسم مادرش اون چیزیه که اینا میگن در بیاد بازی میکنه. این آقای جادوگر اسم میده به مربی، به مربی میگه آقا بازیکنایی بگید که نام مادرشون مثلا همین بخاطر دقیقاً میگم نام مادرشون این باشه. تحقیق کردم دیدم جادوگری اسم مادر رو میپرسن، مثلا یه اسمیو که بخوان صدا کنه اول مادرشو میگن، اینا طریق مادرشون تلسمش شکل میگیره. اسم مادرشون رو گفتن بعدن بازی نمیکردن. یه مقطع زمانی بود که به ما گفتن که آقا این بازی شما از اول نیستی، دقیقه 15 نیمه دوم میری تو. ما قبل از بازیامون بودش، حالا همه بازی‌ها نه بعضی از بازی‌ها، که مربیمون میومدش قبل از اینکه بازی شروع بشه میومد به طور مثال چیزایی رو میآورد، میگفت حالا اینا رو بخورید، انجیر میآوردن، قمقم آب میآوردن، میگفتن هر کدومتون یه قلپ بخورید، انجیر هر کدومتون یه دونه بخورید. ما اول فکر کردیم یه موقع یه مقطع زمانی با خودمون گفتیم شاید این موضوع ربطی به فنی داره، اما سالها بعد این اتفاقات بیشتر شد، این صحبت‌ها بین فوتبالیستا بیشتر شد و به این نتیجه رسیدیم که نه، این مسئله قضیه فنی نبوده. منم قبولش واسم سخته، خیلی سخته، نمیتونم قبول بکنم که حالا میان تمرین میکنن کار میکنن یه نفری بتونه اینقدر تو نتایج بازی اینقدر حالا تو سرنوشت یه مسابقه تاثیرگذار باشه. توی استادیوم میدیدیم مثلا بعضیا بودن، من قیافتا نمیشناختم، بعضیا میشناختن گفتن این فلانیه ها مثلا همونه. اون سال ما بعد اینکه قهرمان شدیم سال بعدش میگفتن که
مربی تیم جادوگرم آورده گفته قرارداد ببندید. آیا آجرلو برخورد کرده بود مثل اینکه حتی اون فرد بازداشت کرده بود؟ ما سه تا فوروارد بودیم توی یه تیم، سه تامون هم بازیکنای بودیم که خیلی خوب بودیم هر سه تا. به ما اومدن گفتن آقا 30 دقیقه اول شما بازی میکنی. شروع کردیم رفتیم تو بازی، خوب داشتیم بازی میکردیم، یه دفعه تابلو رفت بالا، من اومدم بیرون دقیقه 30 بازی، دقیقاً بازی با پرسپولیس بود. 30 دقیقه دوم یکی دیگه از بچه‌ها رفت تو، اونم داشت خوب بازی میکرد، اومد بیرون. 30 دقیقه سوم یه نفر دیگه رفت، نه باخت. اما جالب بود، گفتیم آقا چرا این کارو داری میکنی؟ اگر خوبیم که بازیمون بده، اگرم خوب نیستیم خب میشینیم بیرون. گفت نه، شما میری خستهشون میکنی، اون میاد یه کاری دیگه میکنه، اون میاد گل میزنه. دقیقا هیچ کدوم هم اتفاق نیفتاد، نه ما اونو خسته کردیم، نه اون اومد کاری کرد، نه اون اومد گل زد. یکی دو تا بچه‌ها حتی روز قبل بازی پرسپولیس مثلا رفته بودن نتیجه بازی گفته بود. بعد از تمرین بهنام اومد پیشم، گفت علی من رابطه صمیمی با بهنام داشتم، گفت بیا یه جایی با هم بریم. گفتم کجا؟ زیاد سوال نکردم، گفتم بریم، کاری ندارم که با هم بریم. بعد نزدیک اون محل رسیدیم، بهنام تماس گرفت که آقا ما اینجاییم داریم میاییم، که گفت والا یه چند دقیقه وایسی تا بهتون خبر میدم. یه چند دقیقه وایسادیم و بعدش تماس گرفت که بیاد. رفتیم تو خونه شون و دیگه قبل از اینکه وارد بشیم خب قشنگ ما رو میشناخت، به اسم و اسم مادرمون و اسم پدرمون و همه رو میدونست، قشنگ شناخت کامل داشت رو ما. بعد اونجا نشسته بودیم داشتیم صحبت میکردیم، میگو آقا من این نتایجتون رو قبل از بازی مثلا با سند مالا اعلام اسمساشو نشونم که من گفته بودم این بازی مثلا 4-3 میبرید، 1-0 میبرید، 2-1 میشید، مساوی میشید، همه رو گفت. همونجا بودیم که گوشی این آقا زنگ خورد، نشونمونم داد، گوشیش زنگ خورد که آقا من فردا بازی دارم، قرار بود شما خبر به من بدی، چی کار بکنم، کیا رو بذارم، کیا رو نذارم، چجوری استفاده بکنم. یه بنده خدای سه هفته پیش ما بازی داشتیم با یه تیمی توی تهران زمین اکباتان، یه آقای منو صدا زد، یه کوچه‌الوار، خیلی آقای باوقاری هم بود، یه ریشی هم داشت، گفتش آقا من از مشهد مقدس اومدم و میخوام به شما کمک بکنم. من اول فکر کردم منظور از کمک یعنی، چون ما احتیاج به کمک مالی داره تیم ما، هر کی به اون میگه کمک کن فهم کنم آقا به اون پول بده. گفتم که من در خدمت شما، چه کمک؟ اول از همه ما رو خیلی ماچ کرد و بغلمون کرد و بعدش یه کاغذی در آورد، مثلا یه سری چیزها توش نوشته بود، دورشو خط کشیده بود، کپی هم کرده بود اینو. شوت بزنین، من میخوام کار آنالیز بکنم به شما کمک کنم که این تیمو ببری. من گفتم آقا من احتیاج به این چیزا ندارم، اگه من بخوام ببرم که یه هفته وقت داشتم کار میکردم میبردم. وارد حاشیه نشین، بعدش چی بیشتر توپو نگه دارین، یه سری اصوله دیگه، خب شما باید توپو بیشتر نگه داری، شوت بزنی، سانت بکنین. اما دور یه سری چیزا خط کشیده بود، رفتیم تو زمین و تو رختکن کار خودمونو کردیم. اون آدم بعد از این که 15 دقیقه بازی گذشت، من تمام کادر فنی رو بسیج کردم اون آدم رو تو استادیوم پیدا کنم، نکردم. من بردم اینو به کادر نشونه بودم، آقا اینجوری شده. آقا اونا همه به ما زدن ببخشید تو سر خودشون که آقا این ما رو جادو کرده. ما ایرانی هم به شانس اعتقاد داریم، یه بازی رو نمیبریم میایم میگیم اه چقدر بد شانس بودیم. خب این آدم ها هم میان دوروبر تیم از مربی ها به مربی ها به واسطه اون دلالایی که دارن، اینو دلال هم دارن به نظر من. الان داره اینجوری پیش میره، ببخشید من چیزی مزاح کنم، فکر کنم از فردا مثلا ادرار بچه 6 ماهه بشه 500 هزار تومان 50 میلش، بعدن 250 هزار تومان بشه مثلا 250 میلش، یه سری اینجوری دارن کاسبی میکنن. خودم فکر میکردم این دوتا مربیه که با هم جادوگر دارن چه دعواشون میشه تو بازی ها، چون به حال هر وردی میخونه اونم بلده دیگه. ببخشید واقعا به غیر از جمله مسخره کردن این نمیتونم دیگه چیزی استفاده کنم. همونجوری که تو دلالی کسی پیگیری نکرد، تو اینم بعید میدونم فدراسیون پیگیری بکنه، مقامات زیرب پیگیری بکنن. به هر حال خوش و خرم و فوتبال ما همینجوری داره دوره هم. و من از اون دوستمون که اومد در مورد آقا امام رضا حرف زد و این حرفو زد و این اتفاق افتاد،
واقعا متاسفم، ما ائمه‌مون، ما با دینمون نباید بازی کنیم، ما با عقاید مردم نباید بازی کنیم. شما وقتی من به شما میگم آقا من از طرف آقا امام رضا اومدم، شما به خاطر اینکه علاقمندی مطمئنن اون چیزیو که من میگم، اگرم من دروغ بگم، شما به خاطر اینی که علاقمندی بهش یه ذره تو شک میکنی، میگی حتما این اتفاق افتاد. اما من خواهش میکنم ازشون این دین ما رو، ائمه ما رو، معصومین ما رو وارد این بازیایی که دارن نکنن. انشالله روزی برسه که هر کسی بر اساس لیاقتش، بر اساس تواناییش، بر اساس زحمتی که میکشه دنبال نتیجه باشن. باید بگیم فقط لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، به غیر از قدرت خداوند هیچ قدرتی نیست. کدام یک از تیم‌های سیده یک جام جهانی 2018 را برای همگروهی با تیم ملی ایران ترجیح می‌دهید؟ یک آرژانتین، دو آلمان، سه برزیل، چهار بلژیک، پنج پرتغال، شش روسیه، هفت فرانسه، هشت لهستان. عدد گزینه مورد نظر رو به شماره 23090 پیامک یا از طریق اپلیکیشن 90 انتخاب کنید. بله، دوستان تماس گرفتم، ما این ارتباطا رو برقرار خواهیم کرد با جناب آقای از اعضای کمیته اخلاق، آقای سمایی هم حتما صحبت خواهیم کرد که یه جنبندی بکنن راجع به این اتفاق. خودتون دیدید که ابعاد این شیادی تا کجاها پیش رفته، چقدر گسترده است توی حوزه‌های مختلف، که بازم در ادامه بیشتر خواهیم دید. خیلی از فوتبالیست‌ها الان دارن ابراز تمایل می‌کنن که بیان و حالا اطلاعاتی که دارند رو بدند. ما استقبال میکنیم و این قضیه رو پیگیری خواهیم که کمیته اخلاق هم شدیداً داره پیگیری میکنه این داستان. آقای فریادشیران، از نادر فریادشیران، مربی همراه همیشگی آقای مایل کوهن و بازیکن سابق فوتبال و کلی درس مربیگری هم فعالیت داشتن نادر خان. سلام آقای فریادشیران، شبتون بخیر. آقای فریادشیران، منم خدمت شما، همینطور خدمت بینندگان عزیزتون عرض سلام و ادب دارم. قبل از اینکه من سوال شما رو مطرح کنم، جا داره که تسلیت بگم خدمت هموطنان عزیزم و همدردی کنم با زلزله‌زدگان استان‌های غربی کشور. در خدمت هستم. بله، آقا در خدمت شما هستم. اگه صحبتی دارید در مورد این آیتمی که پخش شد، اگه صحبتی دارید بفرمایید. آقای فردوسی، قبل از این من یک مطلبی رو خدمتتون میگم، بعد بپردازم به داستان جادوگر. اولا من بابت همین جادوگر کمیته انضباطی زمان آقای دادکان، خدا رحمت کنه، آقای دهمیانی رئیس کمیته انضباطی بود، بنده محاکمه شدم. آقای دارابی سرپرست تیم، وقت من اسم برم برای اینکه واهمه ندارم. فردا الان شما می‌بینید که آقای کپوشیان، آقای تاج از ما شکایت کرده به عنوان معاند و نمیدونم دشمن انقلاب، هنوز با دادگاه میریم بیاییم. اون که رئیس فدراسیون ادواقی که اسم برم، هیچ واهمه ندارم، این واقعیت هم خدمت خواهد بود. خدمتون عرض کنم که آقای امیر اسکندری، این آقایی که اسمشون نمیبرم، من دارم آقای امیر اسکندری یا همین الف الف، ایشون جادوگری که حالا اسم برن ساحر، جادوگر، درویش، فالبین، کفبین، ایشونو من قشنگ میشناسم. رابطه ایشون هم آقای به نام بهمن دهخان بود که معرف حضور شما هستش. خدمتتون عرض کنم اولین بار داستان اینجوری شد که ما تو سایپا بودیم. ما میدونیم که سایپا هر اسمی بیارید، ما این حق واسهش قائل هستیم. مثلا بهمن دهقان الان گفتی، بهمن دهقان، آقای فردوسی، من دارم خدمت رو میگم، اسم دارم میبرم عمدن که شما بدونید که بنده حاضرم بازم دادگاه میریم، حاضر محاکمه هم بشیم، مدارک و اسناد موجوده. تو همون دادگاهی که برای من آقای دهمیانی خدا بیامرز تشکیل دادم، بنده تبرئه شدم. همون موقع هم دلایل و مدارک من کافی بود و تبرئه شدم. پرونده من توی کمیته انضباطیه. خب الان چی شد؟ حالا چه صحبتی داشت شما؟ حالا خدمتتون میگم. من خدمتتون عرض کنم که ما تو سایپا بودیم. سایپا یه سال ما سوم شدیم. خیلی از بازیکن‌های جوان بودن که رفتن تیم‌های مختلف. آقای صالحی هم مدیر عامل باشگاه بود، دوست داشت. آقای مالک هم علاقه داشت، یه سری جوان با استعداد داشتیم. که الان شما اصلا ببینید نشون میدید تو بغل نتیجه بازی‌ها همینا بودن. مثل مسعود شجاعی، آقای آشتیانی، آقای نمی‌دونم صادقی، عقیلی، همین فراد خانگوری. خب بعد چی شد؟ مشکل چی شد؟ بعد تیم ما یه سری از بازیکنان مثل محمد مومنی، یدالله اکبری، پژمان جمشیدی، ابو قاسم پور، خیلی ها از تیم سایپا فروختن ایشون. یه سری جوان اومدن تو این تیم. این جوان تبعات داره دیگه، نچه نمیگرفت.
همین آقای بهمن دیقان اومد بابا اگه میخواییم شما نتیجه بگیری یه آدمی از نفسش پخته و پلان بیساره. دو سه بار به من گفت خلاصه ما تو کلاک کلاش تمرین میکردیم تو شهرستان کلاک روستای کوچیکیه. تو قسمت شماریش ما یه روز رفتیم ایشون رو دیدیم. نه ببخشید من این چون بچه‌ای که سکوت اینجا رو من بشنوم شما چی میگید ممنون میشم. شما فرمودید که یه سری بازیکن بودند حالا یه سری بازیکن جوان بود و چی شد که شما رفتید سمت کلک کرج؟ حالا خدمتتون دارم میگم بازیکنای خوب ما که سوم به باشگاه شده بودیم ما تو لیگ یه سری بازیکنای ما که مطرح بودن رفتن تیمای مختلف از استقلال دیگه مثل عبدالله اکبری و آقای مؤمنی رفتن استقلال پژمان جعفری یه سری جوان هم که ما داشتیم گفتم خدمت بچه میریم مثل بچه چجای امیرآبادی کاظمی عریقی نمیدونم آقای خود ابراهیم صادقی رو اینا حساب کردیم و اوایل نتیجه نمیگرفتیم. آقای بهمن دیقان اومد گفت آقا اگه میخوای یه نفر از کمکتون میکنه نفر شقه. ما رفتیم اینو دیدیم گفتیم آقا ما به اینا اعتقاد نداریم سرتو در نیارم. ما همون موقع هم ایشون رو رد کردیم ترک کردیم تا اینکه ما شدیم مربی تیم عوض شدیم از تایپا. دو سه سال گذشت ما شدیم مربی تیم پیکان. پیکان هم اگه یادتون باشه سایپا همونطور کشون گفت 6 هفته 18 امتیاز در صدر جدول. هفتمی بازیش با تیم پیکان بود که ما مربی شده بودیم و پیکان هم 0 امتیاز از 6 بازی. همایون شاهرخی که جا داره اینجا من عرض ادب کنم خدمتتون، آقای فلکی، آقای دیمرزو، آقای سجاده مربی اون تیم بودن. بله این آقایون رو عوض کردم ما شدیم مربی تیم پیکان. افشین پهلوانی یه روز اومد گفت با محمد سلطانی که بازیکن سابق تیم سایپا بود گفت آقا میگن اینا درویش دارن، جادوگر دارن، داخون دارن. صد در نرم اولین امتیازی که اینا دادن تو استادیوم شریعتی کرج که استادیوم اختصاصی اینا بود ما یکیش به اینا مساوی کردیم 1-1. این آقا هم پشت دروازه هم که فرات خان گل میگه فوت میکرد و داستان داشتیم دیگه. خب جالبه همین افرادی که شما الان داشتین باشون مسابقه کرده بودیم مثل فرادخان گلی و عقیدی، آقای ساده چیز جعفری چون یه ذره سنش بالاتر بود در واقع من به خودم اذن میدم اینا مرتب ما زنگ میزنه که چه اتفاق داره میفته. بدون اینکه اون بازی رو ما اتفاق افتاد اگه یادتون باشه تیم سایپا همون سال افتاد اول فصل فوق‌العاده نیم فصل عالی ولی بعد افتاد اگه یادتون باشه. بله رفتم پلی‌آف از پلی‌آف اومدم بله بعد. من دارم همین رو میگم آره. پلی‌آف رفتن افتادم پایین رفتم پلی‌آف تو تبریز تو هتل گسترش اینا رو که من میگم عیناً بچه‌ها به من دونه دونه خبر میدادن. خب آقا اینا که اولا مادرمون رو سوال میکنن اسم مادرتون که اگه خواستی من راجع مادر رو یکی میپرسم فلسفه‌ش هم من میدونم چیه. حالا بماند ایشون با طبقه ششم اتاق اینم 606 یا 616 جالبه 6 و 16 اینا نمادهای شیطان پرستی هست یادتون باشه. یعنی میشه هم میگه واسه همین آقای الف الف اونجا اتاق گرفته بود باشه که سال امیر اسکندری آقا من دارم حالا امیر اسکندری خب بعد برای شما اتاق من دارم میگم من در مایکه میشم. خب من اگه ببین یه سوال یه تناقضی که اینجا به وجود میاد اگه این آقای امیر اسکندری میتونست تیم 7 برد پشت هم بیاره 6 برد پشت هم بیاره چرا تیم افتاد؟ خب همین من دارم میگم تا روزی که من اون موقع مصاحبه کردم برملاش ایشون یه فاز به قول معروف یه دونه بازیکن جابجا میشه مثل نیک رفتن آقای جعفری داشت میگفت تمام تلفن میشکست دیگه. من اون موقع مصاحبه کردم زیر روزنامه ایران ورزشی بود ما از قدرت ماورای سایپا نمیخراتیم این مصاحبه من بود به خاطر همین من رو محاکمه خواستم بکنم دیگه. حالا اینا جالبه که اون سال همه تیم‌ها رو 3-4 زدن همون تو بازی پلی آف اومدن دوباره لیگ برتر درست یادتونه؟ بله بله. بعد اینا یه بازی داشتن توی رشت شما خودتون برمون اول هم نشون داد داورم حالا اسمشو محفوظه شما خودتون باید بگی اینا داور یه دونه خطا گرفت بازیکن تیم خدمت هم استقلال پگاه جیلان بود پگاه بود ماشه. یه پنالتی گرفت به نپونا آقا بازیکن استقلال ریختن رو سرش داور یهو گفت این بر داور آقای هدایت مومنی بود هدایت مومنی دیگه گفتی من مجبورم بگم دیگه بله نه یا اون بازی آقا اون توپ رفتش دروازه‌بان و دفاع مثل کارتون به هم خوردن فیلم های کارتونی
تو بوکس‌ها جلوی پای اینا زدن تو گل. خب آقا شما اینجوری دارید میگید آقا شما خودتون انگار اعتقاد دارید به این اتفاقاتی که رخ داده. من میگم من میگم تو فوتبالی که آقا من تو فوتبالی که علم بدنسازی، علم تمرین، تاکتیک این همه چیز هست. مگه میشه بدون تمرین، بدون ریاضت، بدون ممارست؟ حرف من همینه. من اگه اومدم الان دارم صحبت. آره همین دیگه. به خاطر که من اعتقاد ندارم آقای بهمن دهقان تو بازیه که من مسابقه کرده بودم با پیکان و استایپا اومد یه روز زل شمالی باشگاه پیکان دیدی که شما شیب زبقه سندلی های جایگان شستن من زل شمالی پیکان شد بلندر هستم بله من رو صدا کرد. ایشون کارمند انتظامات باشگاه استایپا بودن. یه من رو صدا کرد. کی کارمند انتظامات بود؟ آقای بهمن دهقان. ایشون کارمند انتظامات باشگاه شایفا بود. خب بعد خدمت من که ایشون من رو صدا کرد. من داشتم تمرین می‌کردم بچه تمرین تموم شد رفتم پلوش. آقای مالکان گفت کجا داری میری؟ گفتم من نمیدونم آقای دهقان اونجا نمیدونم چیکار داره. رفتم گفتم بفهم دو بار داشتم شما اومدی خونه آدم این آدم این نفسش حقه بدون اینکه اگه بخوای شما سنگ بشی اگه بخواد اینجوری بشی. گفتم آقای دهقان شما مهمون منی ها الان باید یه رفتاری باید بکنم که دشن حرفایی که تو میزنیه یعنی به قول معروف دیگه مجبورم کاری که اکبر میساقی ها میکنه منم بکنم یا درودگر میکرد منم بکنم. گفتم بلند شو برو دنبال کار دیگه پاتو نمیذاری اینجا. یعنی اومده بود غیر مستقیم منو تهدید کنه همین آقا بهمن دهقان. خب من میگم حالا چرا صحبت تموم شد؟ چون من باید این فرصت رو بهمن ده حالا اینو گوش کنید. تبریز چه اتفاقی افتاد؟ جا آه تبریز چی شده؟ تبریز طبقه ششم 606 بود. خب نه خب پاداش چی میشه؟ گذاشتی من بگم یا میذاری بگم؟ بفهم سریع بگید فقط. خدمتتون عرض کنم ایشون بعد که تیمو نگرداش توی ختمی ما من آقای مالکان شرکت کرده بودیم. آقای مالکان من راهی کردم ایشون رفت. من داشتم میمونم به طرف ماشین خودم تو همین فلکه صادقیه خدا رحمت کنه آقای فلک میشه قهرمان وزبرداری یو به من گفت آقای فرش استاد سلام. گفتم سلام چطوری شما؟ بغلش که آقا نیست بشتاشی. گفتم نه آقا امیر اسکندری. گفتم بخ جادوگر کبیر این مواد کو دیشات کو کتا کرده بود. آقا فرش شما رو قبول ندارید این ماشین زانتیار مشکی رو ببینید. اینو من به خاطر اینکه تیم سایپا رو من نداشتم بره پایین این جایزه من بوده یعنی بهش زانتیا دادن. شما میتونید برید از اسناد مداری که باشگاه سایپا از کارخونه بخواین. آقا جون تو اون سالی که تیم سایپا پلیپا اومد بیرون یه ماشین مشکی زانتیا قرار دادم داشته این آقای بله تمام یار بچه‌ها حالا که بسن رو درواستی میکنن بچه ها اگه من بشینم بارشون صحبت کنم جرئیاتشون رو از اون همون رادیو بیش دروازمن تیم پگا که تصادف آنچنانی رخ داده تا پنالتی نگرفت داستانای زیاد داره آقای فردستان. حالا من سر قضیه من با آقای خیلی زودتر از اینا باید عمل میکرد. بحث دلالی، بحث دوپینگ، بحث جادوگری خیلی به نظر فدراسیون فوتبال خواب بوده. ولی من کماکان همین چی میگم آقای میگم من حالا اصلا دوی زمینه کارشناس مسائل شرعی و فقهیش نیستم. من برای اینکه حالا برای اینکه نه من یه نکته بگم من با آقای دکتر رفیعی عزیز صحبت کردم و جدالستان رفیعی که حالا پسرش این تیم شاگرد منه. بعد من بودم آقا میشه من صحبت کنم با باباتون بگم آقا چیه داستان این اندازه شهری مثلا اصلا وضعیت به چه ترتیبه؟ جملاتی گفتم من دقیقاً چون یادداشت کردم میخوام عین همونو بگم. آقا دکتر این دقیقاً جمله دکتر رفیعی گفتن اصل وجود سحر رو نمیشه انکار کرد اما این مساقهایی که تو فوتبال داره کاملا خرافی دوکان بازار و برای سوء استفاده جهل بعضیاست. حتی در مورد اون موارد اجازه بدید بخونم اینو. حتی در مورد اون موارد خاص که در دین هستم تاکید شده که اعتماد و باور داشتن بهش و جایگزینی عقل و منطق با جادو کاملا مذمومه و حرام. این صحبت جناب دکتر رفیعی بود. ما بعدش در ادامه‌م یه بخش دیگه هم داریم که بلازه آقای فردوسی منم دارم حرف شما رو تایید میکنم. اگر از منم پرس من همینا رو به شما گفتم. بله اگر نمیدونید پایه این که تمام فالبینا، تفبینا، جادوگرا مادر این پرسن چرا میدونید در جریانش چیه؟ چون اینا از شیطان پرستیه. شیطان وقتی خواست نفوذ کنه در آدم، آدمی که پدر بزرگ و مادر بزرگ و آدم عبا بودن از طریق حوا اومد. برای همین اولین کسی که فالگیری میخواد که فال ببینه شخص میکنه اسم مادر میپرسه.
اینا همش پایش شده در اینا که ما سحر و جادو داریم. خیلی ممنون آیه. اینا رو میدونیم ما ممنون. امیدوارم فدراسیون فوتبال بله حتما چون آقای دوستان کمیته اخلاق دارن میبینن ما این بحث رو چون میخوام ادامه بدیم هم چند تا ایتم بذارم من بحث من آقای فرسو بگم به جای اینکه به لباس این بنمونن با عکس با اون گرفتن نمیدونم قلیون کشتن بنا باید پرداخت بشه اصل موضوع فساد در فوتبال به این مسئله پرداخت میشه همین جادوگر و دوپینگ و اینا ان شاء الله که ان شاء الله قضیه رو چون آخر بحث با مسئولان کمیته اخلاق صحبت میگم سعی میکنم جنبندی هم انجام بدیم ما بریم یه بخش دیگر رو ببینیم بعدش هم صحبتایی داریم که علاوه بر شهری کاملا بررسی شده که وضعیت بشه اول یه صحبتی یکی دیگه از دوستانی که به حال در این زمینه کار میکنن رو ببینیم یا دعوت گل میام یه کار میکنم مثلا کار خوب بشه از روی روانی میدی رو بچه ها کار کنی من به شخص دو فوتبال ایران بودم روی روانی بود یعنی یه چیز در من انرژی هست میتونم مثلا به بازیکن انتقال بدم این انرژی خودم چجوری منتقل میکنی؟ مثلا میام باش روش کار میکنم مثلا انرژی دیگه مثل انرژی حالا نمیدم حالا روشش دیگه من تو فوتبال آزمایش کردم جواب داد مثلا در حد 30% خب 20% 30% خلاص یه تیمی ما رو دعوت کرد که آقا میتونی مثلا ما رو کمک کنی خود ما رو ما می آزمایش میکنیم حالا یه چیزا این به درد شما میخوری یا نه یه جواب داد خب یکی از بعد دوستام اونجا بازی میکرد که آقا تو بیا چجوری فهمیدی جواب گرفت یعنی تیم نتیجهش برگشت مثلا نتیجه نمیگرفت دوش گل نمیشد کم خود رو هم کرد بازی خوب کردن هم بردن هم گفتیم بریم بازی تیم ملی خب آنه کمک کنیم اقلا کل ایران خوشحال میشه بالا مرده اخت آلمانی ها اختابوس رو گرفتن چون هشفار رو گرفتن داشتن که اونجا هم مطرح میگردن آن ما که آدم بودیم حالا یه چیزی در ما بود ایرانی و برعکس یه چیزی دیدن سریع این انگ رمالی و انگ جادوگری و یه چیزایی میدن که این شما پسرموتون فوتبالیسته درسته؟ آره آره چه تأثیری داشت کمکی که شما کردیم بهش؟ خلقه روی دارم بهش میگردم اصلا نسیاد تارد میشه اصلا سبکتر میشه کارات بهتر میشه حالا بعدش اونجوری اتفاقی نیفتد که براش تیم خوبی بیاد تو لیگ برتر یا اینکه نمیدونم حالا تیم ملی دعوت بشه حالا بین دیر رفته بود که فوتبال لیگه دیر شما رو پیدا کرد جام میگم دیر رفته بود فوتبال و اگه شما میتونستی حالا میتونستم که خدا کمک کنه آره آره الان یه سوال دیگه الان شما پسرتونم توی خدا خواستم که بهترین دروازه بان ایران جام بشه پسرتون یه میدونم میشه این 100% ایشالا تیم ملی و جام رو دیگه حداقلش اینکه ببین چند سال ما توی آسیا قهرمان نشدیم ها آره هر چی میشد بهترین دروازه‌بان ایران جام بشه آسیا قهرمان بشیم البته تو دروازه‌بان شما سابقه خوبم دارین به یه گلری کمک کردین تیم ملی رسیده درسته دیگه خودش هم زحمت کشید دعا ما هم تاثیر داشت دیگه خودم جواب داد و اون دوره‌ای که پیش شما اون دوره‌ای که پیش شما اومد ذخیره بود یا فیکس بود حالا ذخیره بود ببین قدر خودش ندونست دیگه آدم دیگه ببین زبونی نیست ببین دعا زبونی نیست به خدا فقط نماز میخوندم شب نصف شب بلند میشدم خدا یا این روزی به این بده که ما هم یه چیز از کنارش بگیریم همین خدا شایده بلش کن نمیخوام دربارش صحبت کنم خب یه چیزی بود تمام شد رفت تیم ملی ها حاضرین برای روسیه کمک کنی؟ من تیم ملی کمک میکنم ببین حالا نمیگم واحد هستم و فلان هم و اینا ولی من یه چیز در آقا هست من میزنم تیم ملی را کمک کنم اولین بار با تو هم مسلم اینا همش میباختن به من گفت بیا اونجا تیمشون خوب بود خلط بود آندو بود بعد خیلی تیمشون خوب بود فقط شانسشون خوب نبود بازی بردیم خواه من گفت آقا تو برا گفتیم باش من میرم باش اومدیم خونه اینا به خود دو دو باختن به قرآن اصلا بدون من دعا کنه چی دو دو باختن دوباره بزنگه پسر میگو بیاد پسر بفرست بیاد گفتم باش دوباره زنگ میایی گفتم بابا این دفعه اگه میام من اون دفعه اگه مثلا چجوری من تو اعتماد کنم تو مثلا گفت مثلا اینقدر بد میدم چجوری شد ندی خب آقا من چکمک بدم و یا یه کاری بکنیم و هر 90 فردا باسه من 7 روز میگونم فردا
گفتم بگو به این امام رضا میدم، من دیگه با تو کار ندارم. واسه پرسپولیس رفتم، فلان رفتم، همه رو بردیم سر آخر هزار تومن ندادم اومدیم خونه. از صد رفتم، از صد، از صد رفتیم سعید بردیم، برگشتم حالا اینجا بود، اینجا بود چه کنم. بعدا رفت به من گفت دیگه نیا. برگشتم رفتم خودم باخت. به قرآن مجید من واسه تیم آسیایی خوبم. کدام یک از تیم‌های سیده‌ای که جام جهانی 2018 را برای همگروهی با تیم ملی ایران ترجیح می‌دهید؟ 1 آرژانتین، 2 آلمان، 3 برزیل، 4 بلژیک، 5 پرتغال، 6 روسیه، 7 فرانسه، 8 لهستان. عدد گزینه مورد نظر رو به شماره 23090 پیامک یا از طریق اپلیکیشن 90 انتخاب کنید. ساعت 50 دقیقه بامداد از بهمن دهخان تماسشون با ما برقراره. آقای دهخان سلام، شبتون بخیر. صحبت های فرج ایران شما هم فکر کنم شنیدید. بفرمایید، ما در خدمتتون هستیم. سلام عرض ادب دارم خدمت شما و همه بینندگان از این ایام تسلیت عرض می‌کنم. من فقط از دوستان بگم صدای اینقدر، همیشه میگم صدای منو زیاد کنن تا آخر بیان درست کنن اینجا. اینقدر میگم چون همیشه من این مشکل دارم. اگر صدا تقویت کنن شما یکم بلندتر با من جان صحبت کنید. بفرمایید در خدمتتون هستیم. خواهش می‌کنم. ولاد بخشی این صحبت‌های آقای فرج شیران درسته، ولی بخشیش اونجور که دوست دارن دارن تعریف می‌کنن. حقیقتش کجاش درسته؟ بخش این که ایشون، من به زیاد این صحبت می‌کنم بعد سوال شما رو دوندون همه رو پاسخ میدم. توی باشگاه سایپا واحدهای مختلفی بود. این موضوعی که ایشون دارن مطرح می‌کنن واسه سال تقریبا 80-83 تو اون هول هوشا بود. بله. من خودم اونجا فعالیت می‌کردم. یه آقای به باشگاه زمانی که آقای علی ابوطالب و آقای دکتر محمود عبایی بودن که مدرس فلسفه و عرفان اسلامی و معاون فرهنگی باشگاه بودن. منم اون روز، همون روز که این اتفاق افتاد توی باشگاه بودم. یعنی باشگاه هم موقع تهران بود. من مسئول مجموعه ورزشی کلاک بودم توی کرج. گفتن که آره، یه آقای به من مراجعه کرد، آقای عبایی به من گفتن. یه آقای مراجعه کرده و تو حوزه متدیک یه سری ادعا داره، نزدیک اینا من میام باش توی ورزشگاه کلاک به اتفاق بریم. گفتم باشه بریم ببینیم کیه این بنده خدا. کسی من تو این حوزه نه سواد علمی دارم نه اونقدر مثلا قدرتی دارم که تشخیص عامیانه داشته باشم. بعد آقای عبایی به اتفاق یکی دیگه از اساتید دانشگاه علوم عرفان اومدن و به اتفاق رفتیم. آدرس داشتن، خب منم به اون منطقه مشرف بودم. رفتم گفتم آدرس گرفتم و با هم رفتیم داخل اون مجموعه که ایشون گفتن خونه اون بنده خدای امیر اسکندر اسمشون درست گفتنش. بعد آقای من دیگه داخل تو اتاق نرفتم که صحبت اینا میشونم. اینا بار علمی بنده خدا رو داشتن، حالا توازن میدادن و کاراشون انجام میدادن. بعد از یه مدت یه مراودای بین باشگاه و ایشون باز شد. خب اینا معمولا کلاک میدادن، خب به ما هم سر میزدن، من اونجا میدیدمشون. تا اینکه یه روز همین معاون فرهنگی باشگاه من گفتش که اگر میشه ما میخوایم به آقای مایلی کوهن هم کمک کنیم و به ایشون بگیم که یه بنده خدایی هست، این بحث علم متدیکی که داره ایشون دارن، این چیزی که به من توضیح دادن، اصلا اینکه گفتن نفسش حق این کارو میکنه، سعی میکنه، اینا همش کذب محض. الان همه رو دونه دونه بهتون توضیح میدم که این فیلم هندی بخشش درسته بخشش نه. بعد من صادقانه رفتم گفتم باشه کمک از دستانه دوست باشه میکنم چیکار باید کنم. گفتم که به آقای مایلوکان بگید همچین شخصی هست، همچین ادعایی داره که کمک میکنه بشه در کنار ما هم کار پژوهشی رو انجام بدیم. بگی من به آقای مایلوکان نرفتم، آقای مایلوکان من خدمتشون رسیدم کنارشون. آقای فریاد چیرم گفتم آقا یه شخصی مراجعه کرده همچین ادعایی داره. همونجا حاج آقا به من گفتن که نه، ما اصلا همچین چیزایی نه اعتقاد داریم. ایشون خب خیلی زیرکتر از من بوده، باهوشتر بود. همونجا گفتم چیزا اعتقاد، فقط آقای فرج شیران یه مشکلی داره، ایشون میاد میرن اونجا، اگر مشکلشون حل شد من قبول میکنم اینا رو. که گفتم باشه. من همینو به باشگاه انتقال دادم که آقای میگن ایشون میگن آقای رابط بوده یا سنیدم چه مسئله ده، این بخشش اصلا صحیح نیست. بعد به اتفاق آقای فرج شیران، اگر آقای فرج شیران اعتقاد داشتنش من نمیدونم اینو میگم، با هم رفتیم تو اون مجموعه، منم داخل اتاق نیومدم، خوشم میتونه بیاد شهادت بده. رفتیم داخل اتاق، چی رفتیم تو اون مجموعه، آقای فرشیان رفتن داخل اتاق. بعد میمدن بیرون تلفنی درست دارم میاد، یه اسمایی میپرسن، اسم مادرها رو میپرسیدن و در مورد نمیدونم با خواهرشون صحبت میاد با برادرش صحبت میاد. یه مشکل سندی بود که جای گویا گذاشته بودن واسه یه دادگستری، همچین مطلبی بود. اینا هم بنده خدا آقای مونیکا اصلا در جریان نبودن، فقط ایشونو فرستادن ببینن اگه همچین چیزی هست یا نه، یه مشکلی حل شه. یعنی آقای مالکان از این قضیه کاملا جدا بود، آقای فرج شیران اومده بود. بعد دیگه این جریان تموم شد و بعد اینا پیگیری نکردن، ما هم پیگیری نکردیم. من دو بار دیگه افراد وزنه‌بردار رو
می‌دیدم که می‌رفتن تو اون مجموعه می‌میدن، چون اینا مجموعه کلکتوری بود که بعد از اون خیابونی که ما بودیم رد می‌شد، تو مدیریت مجموعه دست من بود می‌دیدیم. حالا وقتی هم می‌رفتن برمی‌گشتن اینا رو می‌دیدیم. سه بار چهار بار دیگه بنده خدا رو من سر تمرین دیدم و اتفاق افتاد، تا اینکه یک روزی ایشون به من زنگ زد. زنگ زد گفت شاره مگه ما بدی کردیم؟ مگه این کاری که مثلا چی شده؟ گفت آره. من گفتم نه ما شما رو اومدی کردیم، نه ما به شما. همینو گفتن و منم به من گفتن که آره آقای فرشیران مصاحبه کرده برای علیه من و خیلی هم ناراحت و عصبی بودن. گفتم چی شده؟ گفت آره باید ازت خواهش میکنیم پیغام بدی، شما نونمایی که ما رو خوردی. گفتم باشه من همین پیغام میرم به ایشون میدم. رفتم سر تمرین پیکان گفتم سلام علیک کردیم و بنده خودم خیلی احترام گذاشت آقای فرشیران. گفتم آره این بنده خود گله کردیم، میگه من بدی کردیم، این بنده خیلی هم ناراحت بود. آقای فرشیران ناراحت شد، گفت برو بشو هر کاری میخواد بکنه دیگه، آی سنگ میکنه و سنگ نمیکنه. عین واقعیت همین بود. حالا ایشون داره خودش داره تعریف میکنه و نمیدونم رابط ما اینا همش کذب مسته. چه رابطی؟ شما اگه یا اعتقاد داشتین ناشی بعدش هم این بحث علمی بوده. بعدن آقای دکتر عبایی به صراحت، ایشون استاد فلسفه دانشگاه هستن، به صراحت اعلام کردن که اصلا اولین شخصی بودن که زمینه آشنایی و ارتباط بسیاری از مدیران جامعه ورزشی و ورزشکار رو به طور مستقیم یا غیر مستقیم تو مطبوعات هستش آقای دکتر عبایی اینا. بعد این کار علمی رو این جریان انجام دادن. حالا اینا به این شخص نمیدونم، حالا اسمش میذارن جادوگر، اسمش میذارن سحر، اسمش میذارن علم متدیک، خیلی این کار فنیه. بعدم من چند تا از علمای که حالا ایشون به من آقای عبایی بهم گفت علمای علوم غریبه رو مثلا میمدن که از معمم بودن، لباس روحانی بودن. من بعد ترددشون رو من اونجا میدیدم. آقای من ما الان صحبت آقای فرشیان نمیدونم پشت خط هستن یا نه، اگه صحبت بشه ایشون هم صحبت میکنم. ما قرار بود که بعدش بریم یه سر پخش، دوستان از اون در پخش آگهی پخش کنم، ولی چون الان در مورد این مسائل یعنی رسید به بخشی که شاید صحبت های آقای زائری بتونه کمک کنه، این یه در واقع تغییری میدیم با عذرخواهی از آقای حبیبی و دوستان از اون در پخش که ما این بحثمون تمام کنیم، صحبت های زائری هم پخش کنیم، بعدش آگهی رو پخش کنیم. آقای فرشیان شما صحبتی دارید؟ فقط خیلی کوتاه تون میخوام بحث دیگه. بله آقای فرشوری، این که آقای بهمن دهخان میگم بخشی از اینو قبول دارم و اصطلاحات آقای دکتر عبایی رو اینا میاره، خب شما آیا قبول میکنی یه زامته بهشون دادن یا ندادن؟ اگه ندادن تاریخ و زمان و پلاک ماشینش هم من میتونم بهتون بگم. یه چه خاطر به ایشون شما اهمیت دادید؟ شما میگی با ایشون، شما حتی به شما بگم که افراد دیگر هم بردیم پیش ایشون. من دارم تازه کشف میکنم مشکلات استودیو. این تلفن فکر کنم یکم ایراد داره که صداش خیلی خوب پخش نمیشه. این تلفنی که بچه‌ها به شما زنگ میزنن فکر میکنم بله. یکم صداش یه ذره شما اگر محبت کنید یکم شماره تر صحبت کنم بفهمم شما چی میگید. بفهم. بله. خدمتتون عرض کنم که آقای صدایی سوال کنید یه چیز کاملا بدی پاس رو معرفی کرد. ببین کیو با مجمع این کار نزدیک اون وقت صدا چرا مراجعه کرد به من؟ آقا الان من یه کاری میکنم، من چون صحبت صدامو مشکل داره الان ما یه 5 دقیقه میریم دوستان از اون در پخش آگهی رو پخش میکنم، همین دو نفر صدا رو بچه‌ها تو این 5 دقیقه درست میکنن. من واقعا من نمیشم چی میگید درنچه بعد حدس بزنم 5 دقیقه میریم پخش، شما دو نفر میمونن پشت خط صدا رو بچه‌ها درست میکنن. در خدمتتون هستم. آره با 5 دقیقه دوستان از اون در پخش بریم و برمیگردیم در خدمتتون هستیم. کدام یک از تیم‌های سیده‌ای که جام جهانی 2018 را برای همگروهی با تیم ملی ایران ترجیح می‌دهید؟ 1 آرژانتین، 2 آلمان، 3 برزیل، 4 بلژیک، 5 پرتغال، 6 روسیه، 7 فرانسه، 8 لهستان. عدد گزینه مورد نظر رو به شماره 23090 پیامک یا از طریق اپلیکیشن 90 انتخاب کنید. ساعت 1:04 بامداد هست، ما خیلی وقتمون کمه، خیلی هم آیتم های دیگه داریم. حالا دوستان در پخش محبت میکنم ما وقت میدم، الان فکر کنم ارتباط صدامون برقرار، خیلی کوتاه میخوام با آقای دهقان و آقای فرشیان صحبت رو تموم کنیم. آقای فرشیان شما داشتید فکر کنم صحبت میکردید. بله خدمتتون عرض کنم آقای فرزپور. اولا آقای غلامی سرپرست مجموعه بودن، ایشون جزو عوامل اون مجموعه بودن، این یک. آقای غلامی از ورزشگاه دو میدانی بودن، ایشون فراموش کردن. خدمتتون عرض کنم اولا ماهیت قضیه این که آقای دکتر عبایی معرفی کرد و ایشون واسطش رو رفت اومد. آقای دکتر عبایی بعد اینکه آقای صالحی مدیر عامل باشگاه عوض شد، آقای هاشمی تشریف آوردن، ایشون 3 سال 4 سال آقای امیر اسکندری با باشگاه ارتباط داشت. آیا بازم آقای دکتر عبایی با ایشون ارتباط داشتن؟ میگفتن شما رابط باشید؟ اینجور چیزی نبود آقای فلسفور.
بله. و اینی که میگه من توی اومدم ورزشگاه، اصلا برای چی اومده به ورزشگاه؟ به جز اینکه حامل پیام ایشون بوده بعد از اون مصاحبه که من گفتم من قدرت ماورای سایپا نمیاراسیم، سایپایی ها رو من 9 سال مربیشون بودن، ما با این آدم ها چون قبولشون نداریم. اینم که میگه ایشون سند داشته، من برای اینکه ببین آقای فرسپور بدون تعارف دارم میگم، ما برای اینکه بدونیم که ایشون چجوریه اصلا ما اینا رو قبول نداریم، گنده گنداش هم قبول ندارم تا برسه بهشون. گفتم یه مورد اینجوری اگه شما راست میگید یه سندی گم شده بگونم کجاست، مثلا یک گرفتاری هست اینو پیدا کنیم ما، رفت که به ما خبر بده. بله. اگر غیر از این بود من به ایشون نمیگفتم آقای دهقان فراموش کردن. من دقیقاً دم لفظ گفتارشون طوری بود که من گفتم میخوای اینجا بزنمت بندازمت بیرون، حالا لفظشو دارم میگم، یه حرفایی داری میزنی که گندتر از دهنت ها، حواست باشه، یعنی به این لحن باش برخورد کردم. حالا میگه ایشون من گفت سعی کن با. خب گفتید این حرفا رو، حالا کتمان میکنی. اولا شما بعد از رفتن آقای دکتر عبایی چه ارتباطی با ایشون داشتی؟ چرا بعضی از مربی‌ها رو رفتید پیش آیت الله بهجت خدا رحمت کنه؟ برای چی رفتید؟ اینا رو دیگه به ما نگید آقای دهخان عزیز، ما رفتار شما رو میدونیم چی هستش و این که جایگاه شما معلومه چی هستش. آقای فرزانه من رفتار با جادوگر همکاری کرد، شما که اعتماد ندارید آقای فردوسپور نداشت. بذار آقای دهخان صحبت پایین، آقای فرزانه ممنون از شما، بذار صحبت پایین آقای دهخان هم بشنویم. بله. منم آقای فرشان رفتار شما رو کاملا رصد کردم. شما که اعتقاد نداری برای چی رفتیم اونجا عزیز من؟ شما اونجا چیکار می‌کردید؟ شما مگه نیومدین رفتین تو تا منم حتی نذاشتم نذاشتم که هیچ چیزی اجازه نداد من بیام. من از شما تمنا می‌کنم بریم آقا یه سری. اصلا شما یک بار به من نگفتی آقای دکتر عبایی خواسته باشگاه خواسته، یک مورد رو نگفتی. من پشت قضیه دارم میبینم اتفاق افتاده. واقعیت این بود که بله من اومدم خدمت آقای مایلی کردم، اصلا به شما نگفتم. من به آقای مالکو هم نشد آقای مالکو هم بودم دیگه، ببخشید. بله شما دستش کنارتون بودیم، من این اتفاق افتاد. بعدش هم خود من به علت عدم آگاهی از مضامین علوم غریبه و تفیه اون از معارف اسلامی اصلا اطلاعاتی از این حوزه ایشون نداشتم. همین هر طوری که میزنی مشخص که علاقه داشتی و تحقیق کردی. بله تحقیق کردم. شما هم شما که میگونه تر از این آقا و آقایان دیگر رو قبول نشی، برای چی رفتی شما تو خونه؟ برای اینکه شما همکار ما بودی، کارمند اونجا بودی. برای چی رفتی اونجا؟ اصرار کردی باشه بریم. شما سه بار به من گفتی، بار سوم شما رفتم به آقا گفتم شده بود. شما مراجعه کردید با این باشه گفتیم بریم ببین. با این ادعا حتی آقا خندید، خداوکیل از اول آقا موافق نبود و بنده خدا خندید. آقا موافق نیست، بنده هم هیچ موقع اصلا فکر کنم موافق بودم، خواستم تحقیق کنم. چرا دارین الان خودتون تحقیق کنید؟ بعدش ارتباط داشتم با این آدم به فرض محال. بعدشم تو مملکت ما تو این دنیای پرهیجان شخصیت‌های بزرگ و صاحب نفسی مثل مرحوم، حالا شما یه اطلاعی دارید میتونید اطلاعاتو بدین، صاحب نفسی مثل مرحوم نخودکی، مرحوم کشمیری، شیخ جعفر آقای مجتهدی، مرحوم آقا رحیم ارباب، اینا رو خواهشاً برید مطالعه کنید، مرحوم چلویی، من شما با دهنتا بکشید، آقا عاشقینی، مرحوم آیت الله بهادی، آدمای مقدس و محترم، مفاخر مجلس شما، آقای اسکندری، اونا دنبال ماشین زانتا، اصلا ما هیچ کس نمی‌فهمه. الان آقا اصلا این حرفو نزن آقای عزیز. آقای فرشیرا من شما صحبت کردم، من سکوت کردم، منم صحبت کردم، شما سکوت کنید. حالا دیگه تموم کردم، من میخوام جفتتون آدمو ببری که اصلا نه یه هر دو با هم من وقتی دیدم آقای اسکندری این نیست و من نه من خدا از دید کنم، ولی آقای عبایی مصاحبه کردن، آقای دکتر عبایی مصاحبه شون هست، ایشون سمتشون هم استاد دانشگاه هست، مدرس فلسفه الان استاد باشه. من فکر می‌کنم آقای فرشیرا من بهتره شما دوست بچه‌ها، خیلی ممنون آقای خیلی ممنون. آخه دوستان یه دقیقه دوستان داشتم معارفی خوندن. خب خیلی ممنون. من از آقای فرشیران هم از آقای بهمن دهقان تشکر می‌کنم، چون بعد بخش بعدی برنامه تقدیمتون بکنیم. ما از این دوستان عزیز خداحافظی می‌کنیم بریم، چون دقیقاً رسید به مقطعی که ما خیلی خوب بشه صحبت‌های آقای ظاهری عزیز را هم بشنویم، از منظر شرعی نقطه نظراتشون رو کامل در جریانش قرار بگیریم، بعد برمیگردیم بقیه آیتما رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. من راستش فکر میکنم قبل از هر چیزی باید با صراحت و قاطعیت از حرمت دین دفاع کرد. من بدون تعارف خودم هفته پیش وقتی این یه تیکه رو دیدم که بحث مطرح شد و این فضای ناخوشایند سحر و جادو و مایع زرد وصل شد به اعتقادات دینی، به خودم شخصا برخورد. یعنی احساس کردم ما که یه عمر
داریم مسلمونی زندگی میکنیم و پدران ما، من تا حالا از این چیزا نشنیدم، یعنی به عنوان یه مسلمونی که داره مثل آدم زندگی میکنه، برای من عجیب بود و اولین بار بود این حرفا و این فضا و وصلش به اعتقادات دینی. و بدون تعارف باید تو این قصه صفر وایساد که اینا به دین ربطی نداره. البته سحر و جادوگری بوده، از اول تاریخ هم بوده، قدمتی به درازای عمر بشر داره. اسلام اتفاقا آمده با این مقابله کرده، اسلام آمده و به صراحت جادوگری و سحر رو حرام دونسته. جادوگری و سحر اتفاقا از گناهان کبیره است که فرق میکنه با گناهای خردریزی که گاهی ماها ممکنه بهش مبتلا بشیم. تو این قصه باید صفر وایساد و به صراحت گفت که هیچ نه تنها ربطی به اسلام نداره، بلکه اتفاقا این نقطه مقابل دین هست. کما اینکه در قرآن کریم اسم جن هم آمده، ولی اگه من فردا را بیافتم بگم میخوام با جن ارتباط برقرار کنم، دکون دستگاه را بندازم، پولم مردم بگیرم، میدونید خیلی وقتا متاسفانه اینا دکون دستگاه و کاسبی و دزدی و در واقع غارت اموال مردمه. بس خود من بارها پرسیدن، طرف میگه اما میگن مثلا برای ازدواج مشکل داریم، میگن بخت تو بستن، یا کاسبیم گیر پیدا کرده به میگن مثلا برات تلسم نوشتن. متاسفانه این تلقی‌ها در بین مردم وجود داره، در حالی که اینا ربطی عرض کردم به دین نداره. اساس اعتقاد دینی ما زندگی سالم هست بر اساس یک عقلانیت، بر اساس یک دو تا چهارتایی که من اگر درست کار بکنم، درست زحمت بکشم، از خدا هم بخوام، دعا اونجاست. اتفاقا اون چیزی که مرسوم به عنوان دعا نویسی ربطی به اون دعایی که ما تو دین داریم نداره. اساس دین اسلام و اساس تشریع پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مقابله با این حرفا بود. اتفاقا دشمنان پیغمبر از این کارا میکردن. پیغمبر اکرم اومده بود یه دینی بیاره بر اساس زندگی طبیعی که مردم در واقع بر اساس کار خودشون نتیجه بگیرن. خدا هم یه سنت هایی داره در تاریخ. اینجور نیست که اگر مثلا یه تیم غربی، یه تیم غیر اسلامی، یه تیم نامسلمون، اصلا کفار، حتی مشرکین، بت پرستا، اگه تیم فوتبال داشته باشن زحمت بکشن، خدا بگه چون شما نماز خوندین شما برنده میشید. نه، اتفاقا به نظر من این خلافه که ما اعتقادات دینی رو وارد این قصه ها بکنیم. اساسا قرآن کریم اومده به صراحت میگه ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. آسمون رو هم بخواید برید بشکافید و سفینه به آسمون بفرستید، باید زحمت بکشید، تسلط علمی پیدا کنید، کار کنید. اینجور نیست که من میگم چون نماز شب خوندم پس من مثلا این کارو بکنم. نه خیر، میگه هر کی زحمت کشید، علم داشت، تخصص داشت، تکنولوژی به دست آورد، اون نتیجه میگیره. تو فوتبال و تو همه زندگی ما هم همینجوره. این سحر و جادو همیشه در مقابل دعوت حق صورت گرفته. یعنی جریان دین اتفاقا مقابل این بازی‌ها و دستگاه و معرکه گیری هاست. و نکته جالب اینجاست، اگه واقعا قرار بود زندگی بشر با این بازی‌ها به نتیجه برسه، خب خود پیامبر اکرم و اهل بیت این کارو میکردن. اگر قرار بود که با جادوگری و سحر و دعانویسی و رمال‌بازی زندگی بشر اداره بشه و هدفی محقق بشه، پیشوایان دینی ما خودشون انقدر زحمت نمیکشتن، میرفتن اونا که همه چی دستشون بود میرفتن دعا مینوشتن دیگه. اتفاقا اسلام اومده به من بگه زندگی طبیعی و در یه بستر عقلانی و کاملا علت و معلولی قرار جریان پیدا بکنه. این دعانویسی ها اینا ربطی به دعا نداره. دعا ارتباط قلبی و شخصی انسان با خدا که در همه ادیان هست. ما هم در اسلام اعتقاد داریم، باور ما هست که دعا مغز و اساس و بن عبادته، یعنی اون رابطه قلبیه که همه ماها از بچگی این رابطه رو با خدا پیدا میکنیم. عرض کردم به صراحت باید گفت اینا یه چیزی خارج از نظام معرفتی و تربیتی دین، نه فقط فوتبالیست و ورزشکارا، خود من آخوندم ممکنه مبتلا به این آفت بشم. طبیعت انسان متمایل به تنبلیه، یعنی ماها طبعا مایلیم که یک کسی راه میونبر بمونشون بده، بگه آقا به جای زحمت کشیدن و جون کندن و عرق ریختن و کار کردن و تلاش کردن و کار علمی و عقلی بشین مثلا اینو بخون. مثلا اتفاقا اسلام با این مخالفه. طبیعت انسان به تنبلی مایله، حتی غیر فوتبالیست، برای همین دنبال یه راه میونبر میگرده که کوتاه‌تر و بی‌دردسرتر و آسان‌تر یه شبه خلاصه به همه چی برسه. راه حلش اینه که اولا ما عقلانیت رو ترویج کنیم، ثانیا حرفه‌ای برخورد کنیم. تو منطق و در واقع نظام حرفه‌ای این بازی‌ها در نمیاد. ثالثا به طور خاص در مورد مسائل دینی که من اونجا در واقع غیرتی شدم و حساسم، پای دین رو وسط نکشیم.
واقعا هر کار میخوایم بکنیم بکنیم، به اسم دین تموم نکنیم. حاجی اصلا قرآن رو به هم نمیبرن تو زمین، اصلا به نظر من یه جوری توهینه، تو دروازه میبرن میذارن دعا. اصلا این جور کارا، حتی نماز جماعت خوندن توی زمین، من اصلا بدم میاد از این کارا. چون ببینیم بالاخره خدا دو تا تیم برنده که نداره، خدا یه تیم قرار برنده کنه، اون تیمی که قوی تر بوده، بلدتر بوده، کارشو بهتر انجام داده. خب اگر اون تیمی که فرض کنید که ضعیف تر بود رفت دعا خوند، قرآن خوند، بعد شکست خورد، باخت، این پای خدا رو کشیده وسط. اصلا همین که میان آخر بازی میگن مثلا ائمه به ما کمک کرد ما بازی، من به نظرم حتی اگر طرف برد نباید این حرفو بزنه، چون اون طرف مقابلم هم همینجوره، اون طرف مقابل هم ممکنه پای اعتقادی رو بکشه وسط. مخصوصا ماها که خوشبختانه البته همه مردم ما، همه تیمای ما، همه فوتبالیستای ما بالاخره یه رگ و ریش و اعتقادی دارن. اگه قرار باشه هر کدوم اون پای اعتقاداتمون رو وسط بکشیم چی باقی میمونه؟ همین 2000 عقیده هم که برای مردم هست، اینم از بین میره متاسفانه. اسلام برای این قرتی بازی‌ها و این ادا و این اطفارا نیومده. اسلام برای زندگی عقلانی و طبیعی و درست اومده. اسلام اومده میگه ورزش می‌کنی؟ بسم الله. برو از متخصص ورزش، از کار حرفه‌ای درس بگیر، اون کار درست انجام بده، تمرین کن، بعدم برو تو زمین بازی کن. اون تیمی که قوی تر باشه میبازه. خدا با کسی است که بهتر کار کرده، نه با کسی که دعا خونده. دعا قرار مکمل زحمت من و تلاش من باشه. من اگر خوب کار کردم، همه تلاش‌ها رو کردم، دعا یعنی این که خدایا من باورم این هست اون کسی که به من این قدرت رو داده تویی، تمام عالم دست توه، این میشه دعا. ولی اینکه من تنبلی و بی‌ارزگی خودم میخوام گردن خدا بندازم، کار نکنم، تلاش نکنم، بگم دعا میخونم، هیچ جای دین هم چیزی نداریم. بله، صحبت های ظاهری عزیز رو شنیدیم. من دو تا نکته، اول ایتالیا حذف شد از جام جهانی. اگر هم ایتالیا میومد آقای الف الف امیر اسکندری میبرد، حالا ایتالیا رفته بود جام جهانی. حالا قضیه رو ما پیگیری میکنیم. بنده امشب بگم خدمتتون، آقای عسکر نعمتی از کرج، رسول خزایی بازم از کرج، محمد جواد محمدی از ساری، علی راهمیشین از فارس 180 به شکر کن، خانم اعظم هادی هاشمی از اصفهان، آقای عسکر راموز یا راموز از تبریز 310 بار، خارجیمون هم خانم فاطمه رضایی بودند. و اون نکته هم بگم که این در واقع تماسی که آقای نوید عبداللهی با اون دوست جادوگری که در شیراز کار می‌کردند، این در مورد تیم برق شیراز بود، تیم آینده سازان همراه برق جدید فارس بوده که صحبت کردن در موردش. من نکته هم گفتم که بگم خدمتتون. ما چند تا آیتم دیگه هم داریم بعدش، هم چون میخوام با دوستانم کمیته اخلاق هم صحبت بکنیم، چند نفر دیگه هم میخوام بیان صحبت بکنند. اول بریم یه بخش بچه رفتن دور مخفی گرفتن. آ این نکته میگم، اون دوستانی که حالا شاید داشتن تا الان بازی ایتالیا رو میدیدن الان زدن شبکه 3، ما یه سری آیتم من فکر میکنم عجیب و غریب و تکان دهنده در مورد وجود جادو در فوتبال پخش کردیم که میتونی بعداً، من الان زیرنویس رو میتونیم بکنیم کانال اطلاعاتی برنامه، چون اتفاقی رخ داد دوستان زحمت کشیدن و در حد زیرنویس و یه دفعه سیستم رفت، گفتم ای وای دیگه الان چیز دیگه اومد گرفت آقای جادوگر. ما همکاران رو برنامه بچه ها میکنم تو رو خدا بچه همه آروم برید چپ خونه، خیلی مرتب منظم مواظب خودتون باشه، من دیگه اصلا ندارم در واقع مسئولیتی بپذیرم در این زمینه. از شوخی گذشته آمین میخواستم بگم این آیتم رو برید بعدا حتی اگر کانال ترسن ما حتما تماشا بفرمایید. چند تا آیتم دیگه داریم که فکر میکنم بعدتون نه بریم بخش دور مخفی رو ببینیم. این ریاضت میکشه میدونی، اصلا بحث دعا نیست، چون یه سری وردایی دارن ریاضت میشه، هر شب جمعه این مراسم رو دارن چاغورو میکنن تو زبونش. چی این الان؟ این چاغورو کرده توی یه چیزش دیگه زبونش، بدون اینکه خون ریزی باشه، بدون اینکه اتفاقی بیفته. شما تا حالا فوتبالی هم کاری کردی؟ آره خیلی. از کجا اومده؟ خیلی، همین که گفتم استر ادیات دبی مثلا یه جاهایی اصلا بازیکن اومده. آره خدا شاهد خیلی اصلا گیرش مثلا چی بوده؟ شهرستان نه همه مثلا میخوردن بله جدیدن قور میخوردن جدیدن اومدن؟ بله جدیدن اومدن. تقریبا بگم دیگه تقریبا یک ماه پیش من دعا دادم به چهار نفر. ما چه تیمی بودم؟ والا دیگه تیم ماشونه نمیدونم، این میدونه چیه؟ اینا مجرد با افتاره اینا اصله اینا، یعنی پیش شما بمونه اون که مثل حساب کن یه آدم خیلی بزرگ معتبره، مثلا مدیر عاملتون مثل میگه، شما میره اینو میذاره یواشه که به چهات نگیه مصفینا میکنه، میگه مثلا میخوام این گوشی ازت میخوام بگیرم،
به شما نه نمیتونه بگه. اینا هست که مثلا خود به خود مثلا اصلا اونجا گرفته بشه خب هیچ عهدی نتونه به خدا نمیتونه خب میگم یعنی اونجا محافظ دار میشه یه جلوته یا بیا من رو ببینی یا یه ویردای به شما بگه اونو بخونه. الان چیکار کردیم واسه این تیم چی گفتیم بهشون؟ این ترومه خدا شد فقط اون میدونه که برامی یه دو قربانی ما بود. نه تیمشون چی شد؟ نتیجه گرفت بعد گرفتن این ورومه خرز نکنید با یه چیز زوزی برید انشالله دنبال کارتون موفق بشید. بعد از اون شما دیگه من نتیجه میبینه از من اون موقع من بگم سریات من چیه. نخیر هم میتونی بگی مثلا ما چند میبریم؟ یکیش میبریم، پنجیش میبریم، دهیش میبریم. اونو که من نمیتونم به خودم میگم این سریات از من نپرس، ولی من میدونم که 100% موفق میشه. شما کلاشو میگید که زاد و وسط هست، یعنی بالاخره اتفاقی میفته به نفع شما 100%، یه چیزی به نفع ما اتفاق میفته. از اون موقع بندی به سطح کلا شما میتونین دقیقه ها رو در بیاری، اسم شماره بازیکن رو در بیاری. سیشم بگی یه بار انجام میدین همون سیشم تمام میشه. خب من همون سیشم میگم شما نتیجه میبینید. شما اون موقع خودت با این تلپاتی انرژی برقرار میکنید با محل استودیو. بله بله انشاءالله. اسم مادر چی بره در دروازه‌بانمونو بگم؟ آره چرا نه، یسکار اونو دیگه. آره رحمان اسم مادرمونم میخوا؟ بله اگه مادرش باشه خیلی بهتره. حت بپرسم بعد شما ورد میگی بهش؟ بله ورد دارم. میگم شما از این ساعت مثلا چند دقیقه این ورد بخو. احتمال داره مثلا بگم این آبرا این آقا یه دونه تار موبکس چیز یه گربه بهتری که هم راش داشته باشه. تار موی گربه شونه شما که محفوظ هیچ بحثی در اون نیست. آره بله 600 تومن کفاره داره بابت ریاضت که میکشه. 600 تومن اگه نمیخوایی که من دیگه دنبال این چه چیز چون سنگینی بمش به خاطر اولین کار اینجور میگه ما برای دومین کار حتی بگشت بگی آقا این 6 میلیون اول شرنه شما داخل هر ماهی هر هفته ای که میخوام بیرون بابه مثلا باید در ارتباط باشه قبل هر بازی. پس یعنی برای هر بازی ما باید جداگانه بیایم خدمت شما. هر کی میگه آره این برای دو تا بازی جواب میده نه درو میگه باید هر بازی که میخوام انجام جدا جدا بیرون. من با شما در ارتباط باشم. بله بچه‌ها رفتن، بچه‌های ما با اتفاق اکبر کریمی رفتن سراغ این دوستی که به حال ادامه کنه. بعد فرداش هم زنگ زدم فکر کنم بچه‌ها یادشون رفت دیگه اینقدر آیتمام زیاد بود. بعد زدم آقا مثلا خب بازی چیکار می‌کنیم؟ گفت تو هر اتفاقی بخواد تو بازی رخ بده هر اتفاق 600 هزار تومان می‌گیره. یعنی مثلا گلره بخواد گل نخوره 600 هزار تومان. بعد ما گفتیم یه مهاجم داریم که گل نمی‌زنه، گفت مثلا مهاجم من باید این کارو انجام بده. یعنی هر چی که بخوایم ازش 600 هزار تومان می‌گیره. بعد قرارداد می‌بنده. اون دوسته که با شیرازی ها در ارتباط بودم که اصلا میگو باید خونه برای من بگیرد، خیلی کلانتر از این حرفا کار میکرد. یه سری تصاویری رو شما هموطنان عزیزمون حالا یا از طریق سایت برنامه یا از طریق کانال تلویزیونی برنامه برامون فرستاده بودید، اونم در یه مجموعه 5 دقیقه‌ای با هم ببینیم. من چند سال برای مصر بازی کردم زبان آقای آقای یه سری کاغذ میداد به تدارکات با میخ میکوبیدن روی خط دروازه. از تدارکات پرسیدم که چی هن اینا؟ گفتم آقای از حومه رفسنجان که یه آقای پیر هست این دعاها رو میگیرن و به من میدن که بکوبم رو خط دروازه. تو مسابقات رده های امید بود. آره امید برای خود ما اتفاق افتاد که ما هر کار میکردیم نمیتونستیم به تیم کهنوش گل بزنیم، که بعد حتی دو تا پنالتی از ما گرفتیم گلر، بعد دیدیم یه چیز بین هولش داره و هر بار برمیداره بوسش میکنه میذاره کنار دروازه، و بعد دیگه ما مجبور شدیم بریم ادرار کنیم تو دروازه. یادم ما از این دعاها تو جام حذفی زیاد استفاده میکردیم و تا بازی سبا باتری تو قم که تدارکات یادش رفته بود این دعاها رو همراهش بیاره، و قبل بازی یه جنجال بدی به پا شد. اون بازی هم اگه خاطرتون باشه ما بد باختیم، و بعد بازی به خاطر اینکه تدارکات این دعاها رو یادش رفته بود بیاره میخواستن ایشون رو اخراج کنن.
تقریبا سال فصل تو تیم شهرداری اردبیل، مربی وقت اون تیم آقای بعد اینکه تقریبا 7-8 بازی پشت سر هم نتیجه نگرفت، اومد یه سری حرفا رو سر تمرین میزد که به بازیکن‌ها، مخصوصا بازیکن‌های بومی اون منطقه که زیادم بازیشون نمیداد و بازیکن‌ها ازش ناراحت بودن، اتهام زد که شما دنبال اسم مادر من بودین و میخواستین برای من دعا بنویسین و فلان. بعدش هم اتهام زد که شما بازیکن‌های بومی به 2-3 نفر گیر داده بود که رفتین این کارو کردین، من پیگیری میکنم و فلان. گذشت 2-3 روز بعد مشخص شد که این آقا خودش رفته پیش همون آقایی که دعا مینوشته تو یکی از روستاهای اردبیل، همون دعا نویس به یکی از بچه های اون منطقه که تقریبا هم روستایی اون آقا بوده، گفته بود که مربیتون با دستیارانش اومده بود اینجا، میگفت که برای من که اینجا دعا نوشتن و تلسمشو بردار، یه مبلغی هم بهش پول داده بود، اومده بود این ور که این تلسم برداشته بشه از روی تیمش یا خودش. بازیکن وقتی تگ میزد یه نوشته، یه کاغذ که توش یه سری چیزا نوشته بود، از توی جورابش در میاد و دوباره برمیداشت میذاشت توی جورابش، یا از بیرون حتی یه کاغذی میدادن به یه بازیکن که نگه داره. وقتی گرم میکردیم توی زمین رو یه سری چیزا میریختن، حتی یک بارم باعث درگیری شد، فهمیدن بعضی از بچه ها باعث درگیری شد که چرا این همچی کاری رو دارن انجام میدن. چندین مورد هم من دیدم یه بازیکن تو طول 90 دقیقه یه سری چیزا رو میگه، و اینم باز مربوط میشد به همون سر و جادو از این صحبت ها متاسفانه. کدام یک از تیم‌های سیده‌ای که جام جهانی 2018 را برای همگروهی با تیم ملی ایران ترجیح می‌دهید؟ 1 آرژانتین، 2 آلمان، 3 برزیل، 4 بلژیک، 5 پرتغال، 6 روسیه، 7 فرانسه، 8 لهستان. عدد گزینه مورد نظر رو به شماره 23090 پیامک یا از طریق اپلیکیشن 90 انتخاب کنید. بعد سالی که 28 دقیقه سالی با آمارمون بزنیم، چند وقتی نرفتیم سراغش، ببینیم چقدر شرکت کردن. الان سید دو رو بخوایم ببینیم، دیگه ایتالیایی در کار نیست، ایتالیایی که دیگه بوفون هم خدافظی کرد. 1,484,000 پیام دریافتی داشتیم، 519,000 نفر از اپلیکیشن، 965,000 نفر از اس ام اس. و نظر شما بدین ترتیب دوست ما با روسیه هم گروه بشیم، بعدش آرژانتین، بعد لهستان و بعد برزیل. این تیم هستن که شما دوست دارید باشون شرکت کنید. ما از بین حالا کسای فوتبالی که بودن، با آقای رضایان مدیر عامل سابق باشگاه فولاد خوزستان و باشگاه ملوان بندر نظری هم صحبتی کردیم، ایشون هم صحبت کردن. این مجموعه آیتم‌های ما راجع به جادو و جادوگری رو این بخش پایانیش هست که با هم می‌بینیم. بعدش حالا سعی می‌کنم کمی تنشن از مسئولان هم صحبت بکنیم. مشکلات توی فوتبال ما خیلی زیاد هست و شاید اگر لیست بکنیم 7-8-10 مشکل اصلی و اولویت دار رو، این داستان رمال‌ها و جادوگرها و حالا پیشگوها شاید در بالای این لیست قرار نگیره، ولی به نوبه خودش از جاذبه‌های خاص خودش برخوردار هست. این بد هم نیست مردم آشنا بشن با یک زوایای پنهانی از فوتبال که یه عده اونجا فعالیت میکنن، نه پاشون میشکنه، نه رباط صلیبی پاره میکنن، نه جایی سرمایه گذاری میکنن پولشون مثلا بسوزه، و دارن فعالیت میکنن. اگرچه خب خیلی سخت هست شناسایی این افراد یا حتی برخورد کردن با این افراد. فکر میکنم سال 1385 بود یه آقایی به من زنگ زد، خب من در واقع صاحب یک چنین مشخصاتی هستم، میتونم این کار رو انجام بدم. و منم بهش گفتم خب من از کجا بدونم که شما میتونید تیم من رو قهرمان بکنی؟ خب واسه اینکه به من اعتقاد پیدا بکنید، من امسال رو یک تیمی رو مشخص میکنیم توی لیگ برتر انگلستان، اونو قهرمانش میکنم، اگر اون قهرمان شد سال دیگه شما با من قرارداد ببند مثلا 1 میلیارد تومان. گفتم خب بودجه ما اون زمان 4 میلیارد بود کلا. گفتم خب حالا شما میخوای کیو قهرمان کنی توی انگلستان؟ گفت یا منچستر یا چلسی. گفتم نه، این که شرط نیست که شما تعیین کنی کی، چون همین جوری هم مادر بزرگ منم میدونه یکی از این دوتا ممکنه که قهرمان بشه.
اگر میدونین شما مثلا پورسموس یا کریستال پالاس رو قهرمان کن. گفت نه من اونا رو نگه میدارم واسهتون. گفتم واسه من نمیخواد نگهداری، من میگم اینا رو قهرمان کن، شما میگی میتونی قهرمان کنی. گفت تو توی ایران اگر میخوای من میگمتون چه تیمی بگید شما قهرمان کنم. خب من الان نمیتونم اسم اون تیم رو بگم، یه تیمی بود که معمولا برای نیافتادن میجنگید، من اسم اون تیم رو بردم. گفتم اینو قهرمان کن. گفت نه من مثلا میتونم این دو تا تیم، یه دو تا تیم خیلی قوی رو که مثلا از همه بیشتر سابقه قهرمانی داشتن رو مثال زد و اینا رو قهرمان میکنم. گفتم اینا که اصلا این که نمیشه گفت شما کاری کردی، شما داری پیش بینی میکنی کی قهرمان میشه. خب بحثمون یه خورده دید که حرفش توی کته من نمیره، در واقع نمیتونه منو چیز کنه. گفت خب به هر حال شما مختار هستی انتخاب بکنی، میتونی با تیمت سال بعد قهرمان بشی یا سال بعد اخراج بشی. گفتم چه جور شد الان؟ حالا گفت که آره من قبلا فلان شخص، آره ببین کارش به تعدیل، فلان شخص نپذیرفت، هم تیمش قهرمان نشد و هم سال بعد عوضش کردن. بعدها با یک نفر رو در رو مواجه شدیم، یک کسی که مدعی بود که در واقع یه مدیا هست و این توانایی رو داره که دقیقا به شما بگه قبل از یه مسابقه مثلا شما دو هیچ میبرید و گلاتون هم کیا چه دقایقی میزنن. گفتیم خب این هفته آینده شما بیا ما رو مثلا در فلانجا بازی داریم ببریم دیگه، من بدونم که شما این کاره هستی و میتونی تیم ما رو در واقع نجات بدی. ما می‌خواستیم بیافتیم. اومد گفت که ما در واقع میایم هفته آینده، شما دو هیچ میبرید، اینجوری اینجوری. ما گفتیم حالا بریم ببینیم چه جوری میشه. خیلی کنجکاو بودم، بیشتر روی کنجکاوی خودم، نه اینکه چون من اعتقاد نداشتم این اتفاق بیفته اصلا. اومدیم و نشد. خب واسه بازی 0-0 شد، هیچ گلی رد و بدل نشد، اون 2-1 وجود نداشت، 0-0 بود تمام شد. و من گفت خب من که کارم انجام دادم. گفتم شما چه کاری؟ گفت شما دلت پاک نیست. گفتم خب پس دیگه تمامه دیگه، ما این معامله ما تمامه. ضمن اینکه مدعی با 3-4 باشگاه مینویسه، حالا من نمیخوام اسم اون باشگاه رو ببرم، چرا؟ چون مثلا اونم یه نوع شاید تهمت باشه به این باشگاه، اسم نمیبرم. اما توی اس ام اس هایی که میده با این باشگاه، با این باشگاه سه بازی رو در یک روز من اداره کردم. من باور بفرمایید اینکه حالا بعضی از بازی ها یه مربی میاد میگه، حالا گرچه این بخشش عادته، یعنی تو ذات آدم ها رفته، اما درست نیست. مثلا میاد میگه که امروز مثلا فلان امام به ما نظر خاص داشت و ما رو برنده این بازی کرد. اصلا چنین چیزی درست نیست. هیچ امامی نمیاد توی مسابقه فوتبالی که قراره هر کی بهتر بود برنده بشه تأثیر بذاره مثلا تیم منو برنده بکنه. چرا؟ به اون تیم ظلم شده دیگه. اونام که اهل اینجور در واقع تبعیض ها نیستن، یعنی نه خداوند، نه کتاب مقدس ما قرآن، نه پیامبرمون، نه ائمه ما، هیچ کدومشون این کارا رو نمیکنن. ولی بعضی ها در واقع از این وسیله استفاده میکنن واسه اینکه حالا توجیه کرده باشه. آدم ها ذاتن تو زندگیشون دوست دارن یه حرفای خوب و امیدوار کننده بشنون، یا اگه شک و تردیدی دارن نسبت به یه مسئله ای، یه کسی پیدا بشه مهر تایید روش بزنه. به این دلیل این جزی از ذات در واقع جامعه ما هست. خیلی هم اینها رو مثلا میگم تا ثابت نشه، تا شکایت نشه علیهشون، کسی نمیتونه باشون برخورد کنه. این جهله، این خرافاته. اول با این باید برخورد کنه. آقا نمیشه چنین چیزی که یه نفر بتونه بیاد یه بازی رو از همزمان سه تا بازی رو از راه دور شکار کنه، مدیریت کنه بازیشو، نتیجهشو رقم بزنه. اما مگه چنین چیزی میشه؟ ببینید همیشه طرفداران جهل و خرافات با طرفداران یا ذینفعان دانایی در تقابل بودن. مطمئن باشید اون آدم کلاهبردار اصلا سراغ آدمهای آگاه فریخته با منطق نمیره، چون میدونه که این سرمربی کارشو بلده. این که یک کسی رو من مثلا خودم دیده باشم، من دیدم بعضی های اعتقاداتی دارن و پاشم هستن. مثلا تو ممکنه سرمربیت نباشه، ممکنه سرپرست تیمت باشه، میگه آقا مثلا ما هر وقت میایم اصفهان تو این هتل مثلا ایکس هر وقت رفتیم باختیم، اینو عوضش کنیم. خب بعد شما هم عوض میکنی هتله. چرا؟ چون میگه اگر رفتیم و منو مدیر عامل میگم خب عوض کنید، اگه رفتیم و باختیم فردا همه چیز کاسه گوزه سر من تمام میشه. که آقا شما در واقع از این در واقع استفاده کردید و ما باختیم. اگه به حرف ما گوش میدید تو این هتل شومه، این تو تلس شده است. خب میگه آقا عوضش کن. یعنی شما هم یه جوری تو این بازی شریک میشید. من میگم پیشنهاد عملی من یه سازمانی توی فدراسیون فوتبال ما تشکیل بشه، مثل اداره ضد جاسوسی. دقیقاً شبیه اداره ضد جاسوسی. حالا اداره ضد رمالی بشه.
که بیاد اینها رو در واقع بره دام بذاره، تله بذاره بگیره. یعنی شما، من مطمئن هستم که اگر به من حالا فالبین یا رمال یا جادوگر هر شماره زنگ بزنه، انقدر حریص هستم واسه طعمه یابی که خیلی سریع تو اون دام میافتم. بله، صحبت های آقای رضایان عزیزم شدید. ما آیتم مربوط به بحث جادومون به پایان میرسه، یه فاصله بگیریم یه کم، بعدش بریم سراغ آقای سمایی از دوستان و کمیته اخلاقمون. اتفاقی که معمولا جامعه ما همیشه در این زمینه خیلی توش پیشگام نبوده، این کتاب و کتابخونی و اینا بوده، این هفته هفته کتاب بود. ما به این بهانه یه آیتم رو تهیه کردیم، بچه ها رفتن با دو تا از اهالی فوتبال، معدود اهالی فوتبال که اهل کتاب و کتاب خوندن هستن، یه گفتگوی انجام دادن به این امید که روزی برسه که ما چرا تو مترو و تو خیابون و تو تاکسی و تو صف و اینور اونور به جای که با گوشیامون بازی کنیم و انواع اقسام بازی‌ها رو باش انجام بدیم، یه کتاب الان یا کتاب فیزیکی که خیلی لذتش بیشتره، ورق و این بوی سرب و اینا خیلی لذت بخش‌تره، ولی حداقل با گوشیام هم که ور میره حداقل گوش پی دی اف کتاب باشه توش. واقعا فکر می‌کنم باید بریم به این سمت که سرانه مطالعه رو تو کشورمون ببریم بالاتر به امید اون روز. بریم بخشو ببینیم، بعدش با آقای سمایی صحبت می‌کنیم. روز کتاب و کتابخونی در راه، دو تا از اهل کتاب توی بچه‌های فوتبال رو انتخاب کردیم که روبروی هم بشینیم یه خورده درباره کتاب خوندن و کتابخونی با هم صحبت کنیم. فکر کنم که آقای علی دوستی، به احترام کسبتتون از شما شروع کنیم. فکر می‌کنم برای اینکه گرم بشیم این سوال خوبی باشه که ما اومدیم تو محیط یه شهر کتاب گفتگو رو انجام بدیم، میزان شلوغی این شهر کتاب از نظر شما راضی کننده بود؟ میتونه یه المانی باشه برای اینکه ما چقدر کتابخون داریم دیگه؟ بله، خب امروز آخر روز جمعه هم هستش، موقع جمعه های اینجوری هست که جاهای دیگه تعطیل هستش، خب ازدحام هستش، ولی اکثرا صبح که من میام خیلی مراجعه کنندم کم هستن، ولی به این شلوغی نیستش. سرانه مطالعه در ایران ما سرچ کردیم، فکر کنم که اصلا چیز آمار دندونگیری نصیبمون نشد، چون که آمارای زد و نقیض زیاد بود. آقای انصاری، یکی از فوتبالیستای ما هستین که با کتاب مأنوسید کم و بیش، میدونیم که اهل مطالعه این، کتاب میخونین. فوتبالیستای ما کلا چقدر کتاب خونن؟ به نظرم حالا تو هر حیطه این کم و زیاد داره، نمیشه گفت. حالا شما تو هر حرفه و شغلی که هستید تو اون حوزه کم و هم کتاب خون پیدا میشه، هم کسی که حالا کمتر اهل مطالعه هست. تو فوتبالیستا هم داریم، کتاب خون داریم، کم مطالعه داریم، همینجوری پیدا میشه. توی اوقات فراغت شما توی سفرها، اردوها احتمالا زیاد پیش میاد دیگه، ساعتها توی فرودگاه ها معطلین، توی شبا توی هتل که میخوابین، جز به سرگرمی های بچه ها هست کتاب خوندن؟ بله، کتاب گاهی میبینم بچه ها میخونن. حالا اون چیزی که فرمودید تو هواپیما خیلی وقت خوبیه برای مطالعه، یا توی فرودگاه. ولی به نظر میاد که نه فقط فوتبالی، به نظر میاد کل جامعه بیشتر از اینکه کتاب دستشون باشه گوشی ها دستشون دیگه، سرشون توی گوشی و تلگرام و اینستاگرام دیگه، شاید کتاب پی دی اف بخونن تو گوشی. خوشبین باشید. من دائم از شهدای دفاع مقدس هستم، به خاطر همین یه مقدار علاقه تو این زمینه بیشتر بوده که حالا دوست داشتم بدونم این افراد با چه دغدغه‌ای، با چه فکری، با چه روحیاتی و زندگی نامه‌شون دوست داشتم بخونم. و خیلی هم آموزنده بود برام، یعنی یه سری افراد که از عزیزترین چیزشون که جونشون باشه به خاطر ما گذاشتن، جالب بود شخصیت این افراد برام. بین این همه کتابی که خوندین، اگه یه اسم بخواییم بگیم به عنوان کتاب خوب و تاثیرگذاری که خوندین؟ میتونم جوابتون اینجور دادم، تو هر دوره از این عمری که داشتم تا الان، هر دوره خب یه چیزایی بازم دغدغه‌ام بوده. و خب مثلا من رمان شروع کردم وقتی که خوندم، خب مثلا با هرمان هسه آشنا شدم. خب مثلا اون موقع گرگ بیابان و دمیان رو خوندم، خب خیلی خوش آمدم آدم آنها، بعد از اون صبح پیدا کردم به طرف میلان کوندرا مثلا تو اون موقع. خب مثلا اون جاودانگیشو، مثلا بار هستیشو خوندم، خب لذت بودم. و همه اینا یه سری هستش که تو یک موقعهایی خیلی تونسته به من توی چیدم کمک کنه. الان میدونم که تو این مقطع متمرکز رو فلسفه بیشتر. کتاب خونای پرسپولیس و تیم ملی دور و بر شما کیان که بتونی اسم ببری؟ بچه‌ها خب میخونن، وحید امیری اهل کتابه، میخونه محسن ربیخا
کتاب خونه بچه ها هستن، دوستانی که حالا تو این حیطه مطالعه. ما کتاب خوندن آدابا رو نمی‌بینیم، ولی جلوه بیرونیشو می‌بینیم. شما ممکنه با یه آدمی برخورد می‌کنی بفهمید که اهل مطالعه هست یا نه دیگه. طبعا بله، خود آقای انصاری، حالا من قبلا باشون صحبت کردم، من تا حالا نایده بودم شون، فقط ها تو تلویزیون بازیاشون دیده بودم، ولی به عنوان یک آدمی که حالا فوتبال رو داره از تلویزیون یا تو استادیوم داره نگاه میکنه، کاملا انسان خیلی محجوب، خیلی به کارهای غیر اخلاقی چی اصلا کاری نداره. شما اینو در اعمال یک آدم مشاهده میکنی. وقتی صحبت از مطالعه میکنیم آقای انصاری، فقط صرفا منظورمون کتاب یا مفاهیم خیلی پیچیده هم نیست، شاید مجله خوندن، مطالعه از روزنامه خوندن، خبر داشتن از مسائل روزم مطالعه است دیگه. به عنوان یه فوتبالیست تیم ملی، یه موقع درباره یک مسئله روز اجتماعی از شما بپرسن، باید با خبر باشین، حداقل نسبت به آدمای عادی باید با خبرتر باشین. به نظر شما اینطوریه درسته؟ بله. خب تو همون مسئله اجتماعی هم میتونه جزء مطالعه باشه، حالا روزنامه خوندن اونم خارج از این دایره مطالعه واقعا نمیتونه باشه. آقای عزیزی، شما گفتین که 4 تا عشق زندگی دارین، یه بار دیگه برام میشمارین؟ گفتم کتاب هستش، موسیقی هست، سینما هست و فوتبال. واقعا میتونی اینا رو اولویت بندی کنیم؟ هیچ کدومش مهمتر از اون یکی باشه؟ نه، نمیشه اولویت بندی کردش، یکی هستش این هستش. و یعنی اگر ما بخوایم به اجبار یکی از اینا رو از شما بگیریم، کدومش حاضرید؟ یکی رو روزگار گرفته، فوتبال رو. فوتبال گرفتن از شما؟ گرفته. فکر کنم فضای خانوادگی شما الان دیگه بیشتر سینماییه تا فوتبالی، نه؟ شما وقتی دور هم هستین آقا علیزاده درباره چی صحبت می‌کنین؟ در مورد همین 4 مورد. میتونیم کاری بکنیم که مردممون کتاب خونتر بشن؟ یه دوره بود که ما سمت شرق تهران میشستیم، برای تعمیر که سمت غرب بود، من با ماشین که میخواستم برم یه 2 ساعتی واقعا تو ترافیک بودم، بعد مترو هم نزدیک خونم بود، یه برهه‌ای رو من تو مترو مطالعه میکردم. یعنی ابتدای اسکاک که مثلا سوار میشدم، یه حدود مثلا 45 دقیقه وقت آزاد داشتم که مثلا اینجوری حالا بیستم بشینم تو اونجا. مثلا میتونن حالا کسایی که تو این زمینه حالا مسئولیتی دارن، اینجا ها میتونن یه سری بستر رو فراهم بکنن که این مطالعه انجام بشه تو این زمینه حالا. مرسی آقای انصاری، دست شما درد نکنه، جدا روز و روزگار خوبی داشته باشه. مرسی، خیلی ممنون. بله، اینم انشالله یه روزی بشه که همه ما کتابخون باشیم، بریم سمت کتاب که خیلی کمک میکنه از هر نظر تو زندگی همه. میخواییم با یکی از اعضای کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال صحبت کنیم، جناب سمامی، که در مورد حالا جنبندی که ما حتی این تمام این فایل ها رو میتونیم در اختیار کمیته اخلاق هم قرار بده. خیلی استعدادا رو ما اینجا حذف کردیم، اینو میتونیم در اختیار مرجع ذی‌صلاح قرار بدیم، صحبت هایی که انجام شده، چون واقعا هدف پاکسازی فوتبال هست و من بازم فهم میکنم کسی به خدا اعتقاد داشته باشه کارش درست انجام بده، تمرین درست بکنه، ممارست کنه، زحمت بکشه، قطعا به اون چی که میخواد میرسه و دلیلی نداره. من واقعا نمیتونم بفهمم که مثلا چه میدونم مسی مثلا تواناییش آیا واقعا با این مسائل بالاتر میره، پایینتر میره، ترکیبی تیم چه ربطی به اسم مادر بازیکن‌ها داره؟ واقعا اصلا نمیتونم بفهمم که مثلا اسم مادری که مثلا فلان باشه چه فرقی میکنه، یا بهمون باشه چه فرقی میکنه. اینا ابهاماتی است که فکر کنم بیشتر و بیشتر پررنگ و پررنگ‌تر شده در ذهن همه، کما اینکه خیلی از اینایی که این اتفاقی که رخ میده، حالا شاید تصادفی مثلا بعضیش رخ داده، خیلی اصلا رخ نداده، طرف میگه ما تیم رو قهرمان میکنیم، کار میکنیم، چه اتفاقا رخ نمیده. در ارتباطمون با آقای سمامی، عضو محترم کمیته اخلاق فدراسیون برقرار. سلام آقای سمامی، شبتون بخیر. سلام و درود جناب آقای فیروزی پور، نیمه شب شما و همه عزیزان بخیر. در ابتدا تسلیت عرض میکنم حادثه بسیار ناگوار زلزله کرمانشاه رو به همه هموطنان عزیز، و بسیار ممنون و متشکریم از برنامه بسیار خوب شما و اینکه فرصتی به کمیته اخلاق دادید و در خدمتتون هستم. بله، میفرمایید که این از اون حوزه‌ای که واقعا باید کمیته اخلاق ورود کنه. دقیقاً اگه بخوام تعریف کنیم که حوزه و محدوده کار کمیته اخلاق دقیقاً همین مسائل است، مسائلی که غیر فوتبالی ورود پیدا می‌کنه به فوتبال و اون پاکی و زلالی فوتبال رو ازش میگیرن. میفرمایید که چه کارهای انجام داده؟ آیا اصلا از این پرونده‌ها شما داشتید و دارید؟ بله بله، خدمتتون عرض بکنم که جناب فردوسی،
ما حدود یک سال و نیم بعد از حضور جناب آقای دکتر تورک به عنوان ریاست محترم کمیته اخلاق در این زمینه پرونده‌ای تشکیل دادیم و خدمتتون عرض بکنم از اهل رسانه هم تقاضا کردیم که به ما تو این زمینه کمک بکنن. من جا داره که همینجا از روزنامه خبر ورزشی که واقعا تو این زمینه به ما کمک دادند و تشکر بکنم. ما پرونده‌ای رو تشکیل دادیم و تحقیقات رو آغاز کردیم. اما همونطور که خودتون هم مستحضر هستید و عزیزان هم دونند، مباحث غذایی و موضوعات نیاز به بحث اثبات داره. ما بسیاری از این عزیزان رو که حتی در این برنامه هم شما نشونشون دادید بعضن در خدمتشون بودیم و متاسفانه وقتی که حضور پیدا می کنن در کمیته اخلاق امکان این که بتونن حرف خودشون رو به هر حال بنویسن یا حتی گواهی بکنن یا به نوعی در مقابل این چنین چیزی بیستن و همکاری خودشون رو ادامه بدن، خب تو این زمینه ما مشکلاتی رو داشتیم و اما خب تعدادی از این عزیزان رو دعوت کردیم، در خدمتشون بودیم، از اطلاعاتشون تحقیقاتشون استفاده کردیم. اما بیشتر این موضوع ما زمینه پیشگیری داشته یا به نوعی زمینه ارشادی پیدا میکنه و مطالبی که امشب من در برنامه شما دیدم بسیار قابل استفاده بوده و مطمئنن در این زمینه کمیته اخلاق حتما استفاده خواهد کرد. جناب فردوسی پور، من یه مطلبی رو فارغ از همین موضوع فقط کوتاه اگه بفرمایید ممنون میشم. خدمتتون عرض بکنم جناب فردوسی پور، مطمئنن کمیته اخلاق به تنهایی قادر نخواهد بله. مبارزه بکنه و برای برچیدن این موضوع مطمئنن این برای ما با این وسعتی که شما خودتون امشب شاهدش بودید برنامه رو که ارائه کردید، مطمئنن این برای ما امکان پذیر نخواهد بود که ما بتونیم به تنهایی با این موضوع مبارزه بکنیم. مطمئنن کمیته های فرهنگی فدراسیون فوتبال، باشگاه های ما، خدمتون عرض بکنم که موضوعات فرهنگی این بحث خیلی مهمه و به نظر من پررنگتر از بحث انتظامی و تخلفاتی و مجازات و برخورد رو داره. آقای سمی، پس شما قویان میگید که با این قضیه برخورد میکنید، مستندات هم را پیگیری میکنید. بعد یه نکته در مورد جادوگری، مثل که در خبرها بود که با یکی از باشگاه‌های لیگ برتری هم برخورد قرار انجام بشه، شده یا نه؟ خدمتتون عرض بکنم که جناب فردوسی پور با یکی از باشگاه‌ها که به خاطرم میاد باشگاه سیاه جامگان فکر کنم بود که ما قبلا برخورد این سیستی داشتیم، با یکی برخورد در چه حد بوده؟ چه حکمی داده بودیم؟ ما محروم کردیم مدیر عامل باشگاه رو؟ بله بله بله، آقای عباسی پسر. بله 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 بله، بله. اگر به چه جرمشون در واقع اتهامشون این بود که همین جادوگری اینا بوده؟ نه خیر، به نوعی به هر حال تو این زمینه ورود داشتن و به نوعی استفاده کردن و این کار، یعنی به نوعی بوده که جناب آقای فردوسی پور قابلیت اثبات برای ما وجود داشته. شما میگید که با باشگاه تا زمانی که نتونیم چیزی رو به اثبات برسونیم فقط نمیتونیم ادعا بکنیم. یعنی بحث ادعا و گفتن همه ما دوست داریم بیایم حرف بزنیم، صحبت بکنیم، در مورد موضوعات مختلف بیایم اظهار نظر بکنیم. اما وقتی و موضوعی که مهمتر جناب آقای فردوسی پور، من خواهشم اینه، رسانه ها واقعا تونیده، من واقعا از شما بسیار ممنونم بابت برنامه بسیار خوبتون در امشب و ما حتما از این موضوع استفاده خواهیم کرد. خیلی منشان رسانه ها همه فکر کنم همه دست به دست هم میدن که اتفاق رو خوبه. واقعا ممنون میشیم. شبتون بخیر. خدا حافظ. ببینید پیشبازی استقلال در مشهد ببینید یه بخش از 90 اگه شد با آقای عباسی پسر که الان گفتن که هستم صحبت میکنیم. استقلالی ها هفته آینده برای بازی با سیاه جامگان به مشهد میرن، شهری که میزبان بعضی از به یاد ماندنی ترین و گاهی عجیب ترین خاطرات آبی ها از لیگ برتر. مهمترین خاطره استقلالی ها از مشهد و ورزشگاه سامن قهرمانی دراماتیک لیگ هشتم.
پنالتی حیرت آوری که آرش برهانی از دست داد بیرون میزنه و گل زیبای جانواریو در روز شکست بحث برانگیز ذوب‌آهن صدرنشین در اهواز. چون پشت محوطه جریمه جانواریو و توی دروازه فابیو جانواریو. استقلال فیروز کریمی با دو گل سید محمد حسینی و عرفان اولروم، گلزن‌ترین مدافع و یکی از گلزن‌ترین مهاجمان اون زمان لیگ، مغلوب ابو مسلم پرویز مظلومی شد. این آخرین شکست استقلال در مشهد بود و آغاز 3500 روز بی شکست. اولروم رو صاحب توپ می‌کنه. یه یک و دو خوب فرصت برای اولروم و توی دروازه. یک شکست دیگه، تنها باخت استقلال در دور برگشت لیگ پنجم. در روزی که فریدون اصفهانیان سه بازیکن استقلال یعنی محمود فکری، فرزاد مجیدی و امیرحسین صادقی رو از زمین اخراج کرد. سه اخراجی رکورد تعداد اخراجی یک تیم در یک بازی لیگ برتریه. رکوردی که آبی ها اون رو با سایپا و فولاد سهیم هستند. استقلال حالا 8 نفره میشه. سومین بازیکنی که از تیم استقلال اخراج شده. ولی خب از قبل به من گفته بودن که خیلی مواظب باش. و به خاطر یه سری مسائل شاید یه اتفاقایی برای تو بیفته. باز هم مشهد و یک رکورد دیگه برای آبی ها. استقلال در حالی این بازی رو با 5 گل برد که تا دقیقه 55 بازی با نتیجه 0-0 دنبال می شد. این دیر هنگام ترین شروع برای یک برد یک طرفه با اختلاف 5 گل در تاریخ لیگ برتر. یه فرصت دیگه. بازم توی دروازه. این بار اکبرپور گل میزنه. سیاوش اکبرپور. و البته کوتاه‌ترین، دیر هنگام‌ترین و قطعاً یکی از به یاد ماندنی‌ترین بازگشت‌های تاریخ لیگ برتر. ابو مسلم با دو گل از مجتبی جباری تا دقیقه 85 از استقلال پیش بود، اما 7 دقیقه دیوانه‌وار ورق بازی رو برگرد. 3 گل در دقایق 85. سیاوش اکبرپور می‌فرسته دوباره روی دروازه و توپ در درون دروازه جای می‌گیره. 86. فرصت برای بازیکن استقلال و توی دروازه. و 92. ارسال مسئولیان. فرصت برای بازیکن تیم استقلال و توی دروازه. و در نهایت برد 3-2 یابی ها. مرداد قمبری بازیکن سابق ذوب‌آهن که در این فصل به گسترش فولاد پیوسته بود به سرنوشت آندو تیموریان و میلاد فخردینی دچار شد و از این تیم کنار گذاشته شد. کدام یک از تیم‌های سید یک جام جهانی 2018 را برای همگروهی با تیم ملی ایران ترجیح می‌دهید؟ یک آرژانتین، دو آلمان، برزیل، 6 پرتغال، 6 روسیه، 7 فرانسه، 8 لهستان. عدد گزینه مورد نظر رو به شماره 23090 پیامک یا از طریق اپلیکیشن 90 انتخاب کنید. به عنوان دستیار وینفرید شفر در استقلال مشغول به کار شد. ساناک قبلا مربی تیم جوانان مالدای کشور جمهوری چک بوده است. دیدار رده‌بندی جام شهدا امروز برگزار شد و تیم‌های پدیده و پارس جنوبی در پایان 90 دقیقه به تساوی 1-1 رضایت دادند. در ضربات پنالتی این پدیده بود که با نتیجه 4-1 پیروز شد و عنوان سومی رقابت‌ها را به دست آورد. فردا دو تیم سایپا و تراکتورسازی دیدار نهایی مسابقات را برگزار می‌کنند. طبق اعلام دبیر کل فدراسیون فوتبال، اسفند ماه امسال از البسه جدید تیم ملی فوتبال جهت حضور در جام جهانی 2018 روسیه رونمایی خواهد شد. تیم رسانه ورزش در دیداری دوستانه به مناسبت بزرگداشت مرحوم منصور پورعیدری مقابل تیم پیشکسوتان استقلال با دو گل تن به شکست داد. این یادبودهایی که برگزار میشه گذشته از این که واسه بزرگداشت نام منصور خان هستش، بالاخره یه تسلی خاطری هم
واسه خانوادهشون هستش. تیم رسانه ورزش هدف اصلیش این هستش که توی همچین بازیهایی که انجام بازیهای خیرخواهانه هستش همیشه حضور پیدا میکنه، مخصوصا به یاد اسطوره های عزیزمون، حالا آقای پوریدری عزیز. ما یه موقعی بازی بذاریم که این عزیزان در کنار ما باشن و موقعی که زنده هستن یادشون بکنیم. انشالله که این بازی ها و این مراسم ها ادامه داشته باشه، حالا به هر نحو و به هر قسمتی که هستش. ما فرصت ما خیلی کمه، یه تماس خیلی کوتاه راجع اون آیتمی که راجع به اردبیل پخشه با عیسی عظیمی عزیز از نویسندگان و مترجمان خیلی خوب کشورمون. سلام، شبتون بخیر. سلام جناب آقای فردوسی‌پور عزیز، وقت شما هم بخیر. یه وایسی پخش شده که دوستان از اردبیل فرستاده بود راجع به اون زمانی که فهم می‌کنم، حالا خودتون توضیح بده دیگه، یه فرق خیلی کوتاه در حد 1 دقیقه 2 دقیقه اگه. بله، در این مورد من به سبب اینکه در اردبیل زندگی می‌کنم و از نزدیک در ارتباط بودم با این دوستانی که حالا اسمشون نیومد تو اون وایس و منم نمی‌خوام حقیقت اسمشون رو بیارم، چون حقیقت ساعت کاری اینا فراتر و والاتر از اینه که اسمشون توی همچین جریاناتی بیاد. اینا دوستان من بودن و تو اردبیل کار میکردن، دوتا از علمگراترین و جوانترین مربیان خوب فوتبال ما بودن. به دلایلی حالا این ماجراهای پیش اومده بود تو تیم و اینا پیگیر این داستان بودم، من به سبب دوستی که با ایشون داشتم واسطه شدم. این آقایی که من نمیشناختم کی بود حرف زد، فقط به لحاظ روشن شدن حقیقت این موضوع رو میگم که یکی از بازیکنان تیم رفته بود این کارها رو کرده بود از طریق پدر بزرگش که به این کار اشتغال داشت و داره در یکی از روستاهای اطراف اردبیل و من واسطه شدم از طریقی و رفتیم این موضوع رو پیگیری کردیم. حتی این پولی که این دوستمون گفتن که پول دادن به طرف و فلان رو به شخص من دادم برای روشن شدن ماجرا که ببینیم کی این کارو کرده. داستانم به طور خلاصه الان وقتم کمه اینطوری بگم که یکی از بازیکنان نیمکت نشین به واسطه با بزرگش این کارو کرده بود، تیم هم نتیجه نمیگیره، بین بازیکنها چون انداخته بود که پدر بزرگ من این کارو کرده و تیم تلس شده، باید این مربی بره تا موضوع روشن بشه. به هر حال ما بیافتیم دو برده واسه که روشن شده. اعتقادی نداشتن این مربیان؟ اصلا ابدا، نه این مربیان هم بنده و نه هر کسی که نگاه علمی و واقعی به فوتبال داشته باشه نمیتونه اعتقاد داشته باشه. قربان شما، ممنون و مرسی از شما که این بحث اومد. مرسی، بریم لیگ یک رو ببینیم و بعد دیگه میایم. اگه پخش فکر وقت میشه روزنامه میبینیم. خدافظی میکنیم. بازی هفته 12 لیگ دسته اول، برتری ماشین‌سازی تبریز در مقابل شهرداری ماهشهر. ابتدا فرشید پاداش تو این مسابقه برای تیمش یعنی شهرداری ماهشهر گل زد، اما در ادامه حامد پاکدل اینجا بازی رو 1-1 مساوی میکنه و در نیمه دوم هم بازم حامد پاکدل یک گل دیگه میزنه تا بازی رو ماشین‌سازی در زمین خودش در مقابل شهرداری ماهشهر 2-1 برنده باشه. تیم خونه به خونه بابل موفق شد در زمین خودش با یک گل راهن تهران رو شکست بده. این گل رو اینجا هادی خیری وارد دروازه تیم راهن در ابتدای نیمه دوم این بازی میکنه. تیم آلومینیوم عراق هم در زمین خودش یکیش به گلگهر سیرجان میبازه. میلاد رخشان اینجا به اشتباه دروازه تیم خودشون رو باز میکنه تا گلگهر برنده این دیدار باشه. و بادران هم در زمین خودش با یک گل از سد نساجی مازندران میگذره. این گل رو سعید واسعی وارد دروازه نساجی میکنه. تیم ایران جوان بوشهر در زمین خودش 2-1 شهرداری تبریز رو شکست میده. علی پور محمد ابتدا برای شهرداری گل میزنه، اما در ادامه بازیکن ایران جوان توسط اویس کرد جهان و دقایق بعد احمد جبوری دو گل میزنن تا در این مسابقه خانگی در برابر شهرداری تبریز برنده باشن. فرجی سباسی هم علیرغم اینکه گل اول اینجا از ملوان میخوره 2-1 بازی رو میبره. گل ملوان رو بابک مرادی میزنه، اما شاهین مجید از رو نقطه پنالتی بازی رو 1-1 میکنه و در ثانیه‌های واپسین مسابقه ابوذر سفرزاده زننده گل برتری تیم فرج سپاسی شیرازه. یه نتیجه 2-2 دیگه برتری نفت
مسجد سلیمان در واقع مثل کرمانه. ابتدا شارق غلامرضا پور برای مثل گل زد، اما پیمان میری موفق شد دو بار در نیمه اول دروازه مصر رو باز کنه تا تیم صدرنشین در این دیدار هم برنده باشه و در صدر جدول کماکان قرار داره این تیم. در پایان هفته 12 نفت مسجد سلیمان تیم صدرنشینه. برق جدید شیراز در جایگاه دوم قرار داره و نساجی مازندران و خونه به خونه در رتبه های سوم و چهارم حضور دارن و بادران تیم پنجم جدوله. این هم نیمه دوم جدول. بعد از تیم های ماشین سازی، ایران جوان بوشهر و آلومینیوم عراق، سه تیم سبای قم، شهرداری تبریز و راه آهن قرنشینان رقابت ها هستند در پایان هفته 12. نتایج هفته 12 مشاهده میکنید که همه مسابقات یا یکیش تموم شد یا 2-1 و در مسابقات 2-1 تیمی که اول گل زده بود بازنده دیدار بود در پایان اون بازی. هفته 13 رقابت ها سه‌شنبه 23 آبان ماه برگزار میشه به شرحی که مشاهده میفرمایید. بس ساعت 2:02 ما 1:05 حدودا فرصت داریم روزهای فردا رو یه مرور با هم بکنیم. روزنامه پیروزی، همه روزنامه تحت تاثیر زلزله مهیبی که در استان کرمانشاه تسلیت، ایران گریست، چقدر عکس‌ها ناراحت کننده هستن، شیرین و فریاد، روزنامه هدف، آمادگی جامعه ورزش برای کمک به زلزله زدگان، روزنامه ابرار ورزشی، روزنامه ایران و ورزش جهان، پهلوان ها کجایند، همدردی با زلزله زده ها در فضای مجازی دردی و دوا نمی کند، روزنامه شوت، داغ بزرگی است رهایشان نکنیم، روزنامه همشهری ورزشی، فوتبال علیه زلزله از بازوان مشکی تا پیام تسلیت کیروش و بقیه و همون زمین است که عکسش رو پخش کردیم. 1,547,000 نفر شرکت کردن، 534,000 نفر استرس بقیه اپ و بقیه همه که شما دوست دارید با تیم روسیه ما هم بود. خیلی ممنون از اینکه تا این لحظه ساعت 2:04 با ما هم دو سه دقیقه خوده با ما هم بودید. به تو با همه همکارانم شما رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ و منا میسپارم. شبتون بخیر و خوش باشید.